افشار بعد. داره. خوشبختانه ایشون آخرین نفره، ولی خب میاد تام بود. اوکی. ضمن درود و عرض ادب و احترام خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز، دوستانی که ما را از طریق یوتیوب دنبال میکنن و اپلیکیشن کانون و همچنین دوستان حاضر در جلسه و سخنرانان عزیز، مجددا در خدمت شما هستیم با کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر. در ابتدای امر من خواستار این هستم که سخنرانان عزیز و موضوع سخنرانی رو خدمت شما عزیزان اعلام بکنم. امروز مصادف با شنبه 5 نوامبر 2022 ساعت 16 به وقت اروپای مرکزی هستش، برابر با 14 آبان ماه. در ابتدا سخنران اول جناب آقای محمد گلستانجو با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر در مهر ماه 1401، جناب آقای رضا حاتمی بررسی هدف سوم از اهداف سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای سیاوش نوروزی تأثیر خیزش کارگران در اعتراضات اخیر، جناب آقای احسان احمدی خواه مشکلات کارآفرینی در ایران و جناب آقای مهدی افشارزاده با موضوع بردهداری در دولت‌های استبدادی و در انتهای امر هم بحث آزاد با موضوع حق اعتراض، نقش اتحاد کارگران در براندازی. در پایان هر بحث هم دوستان لطف می‌کنن که مشارکت می‌کنن و بحث آزاد هم به همین منوال. دعوت میکنم از سخنان اول جناب آقای محمد گلستانجوی عزیز با موضوع گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق کار و کارگر در مهر ماه 1401. مایک در اختیار شماست جناب گلستانجوی عزیز، بفرمایید، میشنویم شما رو. سپاسگزارم. درود عرض میکنم خدمت دوستان و همراهان گرامی. خب همینطور که عنوان شد در این بخش از جلسه، من در خدمت شما هستم با ارائه گزارش نقض حقوق کار و کارگر در مهر ماهی که گذشت. در ماه گذشته بر حسب اخباری که به دست ما رسیده، متاسفانه همچنان شاهد بی‌کفایتی مسئولین بودیم که وضعیت ناگوار کارگران و شاغلان رو در سایر اصناف در پی داشت. ولی ازتون میخوام اجازه بگیرم که ابتدای گزارشم رو با بی‌پناه‌ترین اقشار که کوله وران هستن شروع کنم. در ماه گذشته طبق اخباری که به دست ما رسیده، بر حسب آنچه که تونسته سندیت پیدا بکنه برای ما، 5 نفر از هموطنانمون در بخش‌های شهرستان سقز، بانه و که اکثریت مال همین دو تا شهر بودن، در بخش مرزی مورد تهاجم نیروهای امنیت و مرزی قرار گرفتن و متاسفانه کشته شدن، که اسامی این عزیزان شامل بهادین احمدی هستش که از شهرستان سرقز بوده، ایشون سامان زارعی بود، شهرام واصلی، میکائیل تالانه و همینطور رحمان مامخزری که متاسفانه جونشون از دست دادن در راهی که به عنوان امرار معاش کاری که میتونستن انجام بدن تا امرار معاششون رو به دست بیارن. در ادامه قشر دومی رو که میتونم اخبارش رو براتون ارائه بدم، در بارش رو قشر بیپناه دوم کارگران هستن. تعدادی از کارگران شهرداری یاسوج در استان کهکیلویه بویر احمد گفتن که در ادامه بیتوجهی مسئولان شهری به پرداخت مطالباتشون، از مسئولان استانی درخواست کردن که به وضعیت 6 تا 9 ماه مطالبه معوقهشون رسیدگی بشه. یکی از کارگران گفته که در حال حاضر جدا از معوقات 6 تا 9 ماه مزدشون، شهرداری در زمینه پرداخت حقوق بیمه کارگران هم مشکل داره. شرکت مخابرات اصفهان قرارداد خودش رو با شرکت پیمانکاری شسکام که در واقع شرکتی بوده که با مخابرات قرارداد داشته
کنسل کرده که به واسطش 1200 کارگر بلا تکلیف شدن و حقوقشون و حق بیمهشون بلا تکلیف همینجوری مونده. کارگران کارخانه نساجی بروژر در استان لرستان در تماسی که با خبرگزاری ایرنا داشتن گفتن که بابت 1.5 ماه معوقات موزی سال جاری طلبکاریم و نگرانیم که این معوقات در ماهای آینده افزایش پیدا بکنه. به گفته اونا گفته که همکنون در کارخانه نساجی بروژر نزدیک 1400 تا کارگر به صورت قراردادی مشغول کارن که همگی نگران تامین نیازهای خانواده خودشون هستن. با وجود همه این موارد فقدان ایمنی رو هم باید بهش اضافه کنیم که موارد زیادی در بخش‌های مختلف بوده، از جمله حادثه ریزش معدن کرومیت بختگان روستای دهمور که در 15 مهر ماه اتفاق افتاد و 2 تا کارگر توش کشته شد و یک فرد هم به شدت زخمی شد. با وجود همه این وقایع اخراج و تعدیل نیرو رو هم باید به این موارد اضافه کنیم. کمتر از 6 ماه کلیه کارگران کارخانه فولاد جهان‌آرا برخلاف قول آقای رئیسی همگی اخراج شدن. با توجه به اینکه آقای رئیسی قول داده که این وضعیت پیش نمیاد، ولی خب همه اخراج. کارگران شرکت نفت و گاز جنوب از عدم تمدید قرارداد تعدادی از کارگران برای نیمه دوم سال خبر دادند. کارگران با سابقه نفت و گاز در بخش‌های مختلف از جمله نگهداری و تعمیرات در واقع زیر تیغ تعدیل کارفرما قرار دارن. بسیاری از قراردادهاشون 6 ماه است و حالا در زمان خاتمه قرار گرفته و پیمانکار تن به تمدید قرارداد نمیده. منابع کارگری در خوزستان از توقف کار تعدادی از کارگران پیمانکاری کارخانه سیمان بهبهان خبر دادن. همینطور یک فعال کارگری در انتقاد از صحبت‌های کارفرمای سپهر لاوان در مورد بیکاری کارگران گفته که برخی از کارگران با سابقه این مجموعه قراردادشون در حالی تمدید نشده که هنوز اون شغل پابرجاست و این کارگران هیچ مورد انضباطی نداشتن. نیروهای مخابرات اصفهان از دستور مدیرعامل مخابرات اصفهان برای حذف اثر انگشت بیش از 1000 نیروی مخابرات خبر دادن. اونا میگن که معلوم نیست شرکت مخابرات با چه توجیهی میخواد نیروهای با سابقه بالای 20 سال رو از کار بیکار کنه. قطعی و کندی اینترنت مشکلاتیه که برای درمان بیمه شدگان به خصوص بازنشستگان به وجود اومده. بازنشستگان در تماسایی که داشتن از ناتوانی در مورد دریافت نسخه‌های الکترونیکیشون و همینطور مراجعه به پزشکان و کلینیک‌ها صحبت کردن. مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صیادی ایران گفته که صیادان در حال حاضر همون 27% کامل رو باید از بابت بیمه پرداخت کنن که این مبلغ بیمه برای صیادان بسیار سنگینه. امروز چیزی حدود 70% صیادان توان پرداخت حق بیمه رو ندارن و نمیتونن از مزایای بیمه استفاده کنن. پس از گذشت حدود 9 ماه از بیکاری کارگران کارخانه پسماند کرمان، هنوز وضعیت کارگران این کارخانه نامشخصه. دوستان با وجود اینکه در سراسر کشور شاهد رکود ساخت و ساز مسکن هستیم، اما طبق گزارشات بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در تمام شهرهای کشور به خصوص شهرهای صنعتی ماه به ماه به شکلی سرسام‌آوری بالا میره و این مسئله خونه‌دار شدن رو برای کارگران به وهم و خیال تبدیل کرده. البته حالا چون ما موضوع کارگریه خبر کاری و اینه، تهیه مسکن برای قشر بسیاری از اقشار جامعه کشور ایران همین وهم و خیال. شرکت پلیمر فعالیت خودش رو در واقع مدیرعاملش گفته که ما نمیتونیم به فعالیتمون ادامه بدیم به خاطر مشکلات مالی که برام وجود داره و این توقف فعالیت موجب بلاتکلیفی 130 تا کارگر شده در این کارخانه. شماری از کارگران روزمزدی مجتمع پتروشیمی جم در اسفندیه خواستار برخورداری از قرارداد دائمی است. این کارگران تحت مسئولیت شرکت پیمانکاری تامین نیرو در این مجتمع مشغول به کارند. دستمزد کارگران با توجه به حذف ارز ترجیحی جوابگوی معیشت کارگران نیست. بر اساس مصوبه شورای عالی کار شاهد افزایش 57% حقوق و دستمزد کارگران حداقل بگیر هستیم که این مبلغ هم با میزان هزینه سبد خاربار فاصله داره. با توجه به تورم و رکود موجود در بازار و جامعه قدرت خرید خانوار به شدت کاهش یافته و در واقع در سبد هزینه خانوار آموزش و درمان جایی رو نداره، فقط
به مواد غذایی میشه بسنده کرد. بر اساس آخرین محاسبات، سبد معیشت خانوار برای قشر کارگر حدود 17 میلیون 600 هزار تومانه و یک شکاف عظیم رو بین هزینه های زندگی و دستمزد وجود داره. این شکاف بیش از 63% تخمین زده شده. بازاریان و اصناف در شهرهای کردنشین در اعتراض به قتل حکومتی مهسا و همچنین محکومیت حملات پهپادی و موشکی سپاه پاسداران به مقر احزاب کرد در اقلیم کردستان طی 2 هفته 2 بار دست به اعتصاب دادند، که همین کار، یعنی در واقع همین اعتصاب، باعث این شده که اداره نظارت بر اماکن عمومی بازاریان اعتصابی در اشنویه رو به تبانی با ضد انقلاب متهم کنه و واحدهای سنفیشون رو پلوم کنه. و اما با توجه به تمام این بیکفایتی های مسئولین، شاید اونی که افراد به دلایل واهی بازداشت هم میشن. از جمله بازداشتی هایی که طی این ماه اعلام شده، جبار دستباز و پیمان میرزاده، که آیه دستباز روزنامه نگار و پیمان میرزاده خواننده و زندانی سیاسی بوده که سابقا در جریان اعتراض سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدن. همینطور خانم الهام محمدی خبرنگار روزنامه میهن و فرخنده آشوری خبرنگار که ساکن شیراز هستش و توسط نیروهای امنیتی در این ماه بازداشت شده. همچنین ماندانا صادقی روزنامه نگار منتقد خوزستانی و فعال سیاسی توسط نهادهای امنیتی در آبادان بازداشت شده و همینطور سبا شعردوست و میلاد فدایی است که هر دو یه زوج روزنامه نگار بودن. نوید سیدعلی اکبر نویسنده و مترجم جزو بازداشتی های همین ماه بوده که توسط لباس شخصی تو منزل خودش بازداشت شده و تمام وسایلش توقیف شده. مژگان ایلانرو عکاس و مستندساز همینطور به دست نیروهای امنیتی در منزل خودش دستگیر شده. نیک یوسفی عکاس، تدوینگر و فیلمساز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلوم منتقل شده. در ادامه موج بازداشتی اهالی رسانه، آریای جعفری عکاس خبری و روزنامه‌نگار ساکن اصفهان و همینطور امیر حسین بریمانی کارگردان تئاتر در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت. قشر بعدی معلم ها هستند. واقعا نمیدونم تو کدوم جامعه معلم رو بازداشت میکنن، به جای اینکه در واقع حالا همه اقشار قابل احترام هستند، همه افراد قابل احترام، ولی فکر میکنم معلم ها باید جز محترمترین اقشار واقع بشن، ولی خب در ایران اینطوری ظاهرا اینطور نیست. از دیگر بازداشتی هایی که توسط مأمورین امنیتی دستگیر شدن، مسعود نیکخواه عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان مهریوان و اسکندر لطفی سخنگوی این شورا. همینطور 4 شهروند به اسامی حامد سعیدی معلم، آران صمیمی دانشجوی رشته موسیقی دانشگاه گیلان، مهدخت رحمانی پاک دانشجوی دانشگاه آزاد تهران و سعدان احمد نژاد در شهرهای سرقز و مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. در جریان اعتراضات اخیر به قتل حکومتی ژینا امینی، دست کم 5 معلم اداره آموزش و پرورش به نامهای حسین طاهری، سیامک بانهی، سعید ناصری، امجد بختیاری و محمد پیغامی و معصومه رشیدی توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدند. 2 معلم کرد در اداره آموزش و پرورش استان سنگور از توابع استان کرمانشاه هستش، به نامهای علی حسین شمایلی و کیومرس واعظی از جمله بازداشتی ها هستند. همینطور مسعود قبادی معلم ساکن شهرستان چرام و حمید جعفری معلم و مربی فوتبال همچنین جزء افرادی هستند که در این ماه بازداشت شدن توسط نیروهای امنیتی. همینطور 2 معلم کرد به نام های مولود ساسلی و عزیز ساسلی که در جوانرود در واقع در منزل خودشون بازداشت شدن. در ادامه وکلا رو هم داریم، خانم مهسا غلامعلیزاده وکیل دادگستری که روز 2 مهر توسط نیروهای امنیتی در منزل خودش بازداشت شده و محمد رضا فقیهی، سعید شیخی
به همراه یک وکیل دیگه که از وکلای دادگستری در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده. و اما کارگران، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اعلام کرد که نیروهای امنیتی شماری از کارگران پتروشیمی اصلیه رو که در همبستگی با اعتراضات سراسری دست به اعتصاب زده بودند بازداشت کردند، که جمع این افراد طی ماه گذشته به 30 نفر رسیده بود. امیر امیرقلی فعال کارگری توسط نیروهای امنیتی در نزدیکی محل مسکونیت خودش در تهران بازداشت شد. همچنین ندا ناجی فعال کارگری هم از بازداشتی هایی هست که از کنشگران اجتماعی و فعال حقوق کارگران بود. همچنین کامران ساختمانگر فعال کارگری علی سنندج و خدمت شما که عارضم و اسعد مفتاحی و پیمان سالم هم از جمله افراد بازداشتی بودند. مورد دیگه اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته را که حالا بازداشت کرده بودن چی زندان مورد ضرب و شتم هم قرار گرفتن، و همینطور ژاله روحزاد معلم بازنشسته و همسر اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته زندانی اعلام کرد که همسرش شنبه 23 مهر حدود ساعت 9 شب در تماس کوتاهی که با خانواده داشته از شرایط نامساعد زندان اوین و بند 7 این زندان خبر داده و اعلام وضعیت کرده که خب مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته. با همه این موارد مردم ایران در بحرانی‌ترین اوقات سعی در حمایت از هم دارند و این هم موجب شده که در طی این مدت که مردم بر علیه بی‌عدالتی و بی‌کفایتی دولت قیام کردن همگی پشت هم از همدیگه دفاع کنند. بنابراین مردم با یک پارچگی دست به اعتراض و اعتصابات دادن که خب اونها هم در طی عواقبی رو به همراه کشید. از جمله اعتصابات، اعتصاب کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو، کارگران پتروشیمی پروژه پتروشیمی دنای عسلویه و کارگران و کارکنان پایانه مهران از جمله اعتصاب کنندگان بودند در 11 مهر. در پی تداوم خیزش سراسری ایران علیه جمهوری اسلامی، کارگران پروژه شاغل در پتروشیمی بوشهر واقع در عسلویه هم در این اعتصابات به بقیه اقشار پیوستند. همینطور کارگران فولاد کاوه جنوب کیش در حضور مدیرعامل شرکت کارکنان رسمی قراردادی و پیمانی همگی در رستوران شرکت اعتصاب کردند و جزو اعتصاب کنندگان بودند. کارکنان شرکت نیشکر سلمان فارس نیز دست از کار کشیده و با اعتصاب خود به اعتراضات سرسری مردم پیوستند. همینطور رانندگان تانکرهای حمل سوخت در آبادان، شورای سازماندهی اعتراضات این پیمانکاران اعلام کردن که تمامی رانندگان تانکرهای حمل سوخت در آبادان دست به اعتصاب زدند. همه این موارد این اعتصابات در واقع علت اصلیش بی‌کفایتی مسئولان بوده که خب حالا با وضعیتی که در جامعه پیش اومد در این دو ماه گذشته 5 روز گذشته باعث شد که خب مردم این جرأت رو به خودشون بدن که از حق خودشون دفاع کنن. همه این مواردی که گفتم خدمتتون عرض کردم از بخشی از تمام اتفاقاتی بود که در ماه گذشته افتاده بود، نشون دهنده نقض بخشی از حقوقی هست که ما در اعلامیه جهانی حقوق بشر داریم و همینطور اصولی که در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی ایران ثبت شده، که من اگه اجازه بدین این موارد رو براتون بخونم. مواردی که نقض شده: ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر گفته هر کس حق دارد از زندگی، آزادی و امنیت شخص خیش برخوردار باشه. ماده 4ش گفته هر کس، هیچ کس نمیتونه به بندگی یا بردگی گرفته بشه. بردگی در هر شکل که باشه ممنوعه. برای حالا من فکر می‌کنم که عملا تو ایران فرق نمی‌کنه، تمام اقشار رو من اصطلاح برده نو برده نوین رو بشنیم که مردم از این بردگی بیزار شد، در واقع فهمیدن که برده شدن که تونستن احقاق حق خودشون رو بخوان و حالا به این وضعیت اعتراضاتشون رو اعلام کنن. ماده 5 گفته که هیچ کس رو نمیتوان شکنجه کرد یا مورد عقوبت یا روش وحشیانه و غیر انسانی یا اهانت‌آمیز قرار داد. ماده 9 گفته هیچ کس نمیتوان خودسرانه بازداشت کرد یا زندانی کرد یا تبعید. و
ماده 23، هر کس حق دارد، هر کس حق کار و حق برگزیدن آزادانه کار با شرایط عادلانه و ارضا کننده را دارد و همینطور حق دارد که در مقابل بیکاری حمایت بشه. هر کس در مقابل کار مساوی بدون هیچ گونه رعایت امتیاز حق دستمزد مساوی دارد. هر کس در مقابل کار حق دارد دستمزدی منصفانه و ارضا کننده دریافت کنه که برای اون و خانوادهش بچه معیشتی فراهم کنه که شایسته حیثیت کمال انسانیش باشه. هر کس حق داره برای پشتیبانی از منافع خودش با دیگران تشکیل سندیکا بده و عضو سندیکا بشه. و از همه مهمتر ماده 25، هر کس حق دارد از سطح یک زندگی برخوردار باشه که سلامت، رفاه خودش و خانوادهش از جمله خوراک، لباس، مسکن و رسیدگی های پزشکی اون تأمین بشه. همچنین حق داره از خدمات ضروری اجتماعی در هنگام بیکاری، بیماری و درماندگی و بیوگی و پیری یا سایر موارد که بنا به اوضاع و احوال بیرون از اراده اون فرد هست، وسایل معیشت بهش مختل نشه. و اما اصول قانون اساسی که عملا در قانون اساسی اومده و رعایت نمیشه، چند تا نکته هست که من خدمتتون عرض کنم. اصل 24 شده نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادن مگر اون که مخل مبانی اسلام باشد. البته بیشتر، حالا اگه همش بیشتر اصول قانون اساسی یه تبصره تا آخر همشون هست که به شرطی که مخل مبانی اسلام نباشه، که همین عملا خود این خط باطل روش میکشه و دیگه جزء حق اصلا نمیشه حسابش بشه. اصل 27 بوده تشکیل اجتماعات راهپیمایی بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. اصل 28، هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام نباشد و مصالح عمومی و حقوق دیگران نباشد رو انتخاب بکنه. دولت موظفه با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کنه. اصل 29 گفته برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت مالی فوق را برای یکی که افراد تامین کند. اصل 31، داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانیه. واقعا دولت موظف با رعایت اولویت برای اونها که نیازمندترن، به خصوص روستانشینان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. اصل 32، هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کند. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلیل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقامات محاکمه در اسرع وقت فراهم کرد. مقدمات محاکمه باشد. اصل 34، حق دادخواهی. دادخواهی حق مسلم هر فرد است. یکی بیاد جواب اینو به این مردم بده. و هر کس می تواند به منظور دادخواهی با دادگاه صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند، اگر باشه. و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. و اصل 38، هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار، سوگند مجاز نیست. همچنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. و در پایان اصل 43، برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار باشد. خب، تأمین نیازهای اساسی از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همگان، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل، قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر
برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت میگیرد. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار رو داشته باشه. رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری. منع اسراف و تبذیر در همه شیون مربوط به اقتصاد، اهم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور و در نهایت تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی، صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند. همه این مواردی که گفتم از جمله مواردی بود که در کشور ایران به هیچ وجه رعایت نمیشه. ممنون از وقتی که من دادین جناب شیر محمدی و ممنون از شما شنوندگان عزیز که صحبت های منو گوش دادین. من در خدمت شما عزیزم هستم. ممنون از شما، با سپاس فراوان جناب گلستانجوی عزیز، خیلی کامل و جامع بود. البته دوستانی که تو این بحث مشارکت دارن و به موارد تحلیل اخبار هستن میدونن که این روزها حجم گسترده ای از اخبار، یعنی به طوری که دیگه ساعتی شده، حتی من میگم نیم ساعت به نیم ساعت این نهایی آپدیت میشه و به نوعی انقدر زیاده که اصلا میطلبه ساعتها در موردش صحبت بشه. ولی خب این در واقع کامل و جامع بودن این مطالب خیلی عالی بود و مجددا از شما تشکر میکنم. به مواردی هم ذکر کردین در صحبتاتون در رابطه با اینکه بسیاری از این حق‌ها رو جمهوری اسلامی میپذیره، اما به شرطی که به شرطها و شروطها، به زبان عامیان اگه بخوایم بگیم، دقیقا همینطوری هستش. توی بحث کشتاری که در اتفاق میفته در رابطه با نقض حقوق کودک و نوجوان و حمله به دانش آموزها هم این مسئله هستش که کنوانسیون هایی که ایران پذیرفته به شروط اینکه ضمن در واقع خلاف موازین مقررات اسلامی نباشه و همیشه اینو باعث میشه که مشروط بپذیره و وقتی کشتاری هم انجام میده، حالا تا دو سال پیش، الان چیزی که من در واقع خودم به شخصه میدونم، دو سالی که کارگرا در اعتصاب و اعتراض هستن، حالا به طرق مختلف، امروز هم که دیگه برای دانش آموزا و کودک و نوجوانا داره نقض حقوق بشر اتفاق میفته، رو میان میگن که خب نه دیگه، اینم حتما خلاف موازین اسلامیه. یه شروطی میذارن، چون چند سال پیش هم اینا رو مجلس و در واقع بررسی کردیم کنوانسیون ها رو دوباره، چیزی که من مطالعه کردم در این رابطه و پذیرفت اما مشروط. حالا اینم خیلی جالبه که همه اینا هست، همون چیزی که گفتین داخل قانون اساسی بیاید اعتراض کنید خلاف موازین نباشه. اصلا کلا این یه جوری میبنده دست و پا رو دیگه، اصلا مشخصا. امیدواریم که خبرهای بهتری از ایران به ما برسه و بتونیم توی این در واقع بحث یه چند تا خبره، البته توی این خبرهای دستگیری و بازداشت ها ما یکی دو تا خبر خوشحال کننده خیلی ریزی هم داشتیم که باعث شد دوستان انرژی بگیرن. به عنوان مثال ما این وکلا رو، چند تا هم وکلا آزاد شدن دوباره، چند تا از اساتیدی که دستگیر کرده بودن دیگه به حدی اینها دیگه وقی شدن که دیگه بعد از کارگرها و معلما و بقیه اقشار دیگه رسیدن به استادات دیگه، طرفی که استاد عضو هیئت علمی یک دانشگاه هست دیگه واقعا جای تأسف دارم. از دوستان و شنوندگان و شرکت کنندگان عزیز اگر کسی صحبتی داره و تمایل به مشارکت در این زمینه هست، در خدمتتون هستیم. خب در غیر این صورت بی وقفه میریم به سراغ سخنران بعدی. من جناب شیر محمدی، ببخشید، آقای احمدی خواه و جناب رایی دستشون بالا. بله، عذرخواهی میکنم، من چون با ابتدا عرض کردم خدمت دوستان عزیز، چون من با گوشی هستم متأسفانه دستا رو نمیبینم و اگه دوستان لطف کنن که مایک رو براشون آزاد بکنم ممنون میشم. جناب احمدی خواه بفرمایید، شما که خودتون ادمین هستید، مایک رو باز. درود و رحمت. در رابطه با اخباری که آقای گلستانجو گفت، خب هر کدومش جا داره که در بحث بکنیم، ولی خب دو تا نکتهش به من خیلی قشنگ بود. یکی حوزه ملک
که مثلا خرید آپارتمان دیگه الان دیگه کارگر که جای خودش، کارمندم داره خودش. الان دیگه کاسبا نمیتونم بخرم. یه طرف یه کاسب معمولی باشه و ارسی ریسکی باشه تحت هیچ عنوانی نمیتونه. حالا یکی شاید یه ملکی داره با میشه دیگه. ولی الان دیگه اصلا نمیشه بخرید. تو ایران و خصوص وقتی یک کشوری نرخ مثلا یه آپارتمان صد یه محل معمولی شده چند میلیارد و 20% هم هر سال داره میره روش، طرف با چه درآمدی میخواد پس انداز کنه؟ اصلا امکان پذیر نیست. و اون قسمتی که گفتین ما همه هم برده ایم، چه حقی تو ایران داره؟ همه حقا هم به قول معروف مثل فروختن سعدی، شکایت مادر سعدی بود بخواست مادرش رو یه قیمت این یک بیشکی نزن، حقا یه جوری به ما دادن که هیچ وقت نتونیم بگیم. یعنی تو قوانین اومدن اینقدر پیچوندن، در حق تجمعات داریم ولی کجا؟ هیچ مجوز داریم ولی چاک مجوز نه، یه بارم نه. در حق پوشش داریم ولی اون چیزی که ما میگیم، حق خوردن، حق سوار شدن ماشین داریم، اون ماشینی که ما میگیم. یعنی یه جاهایی مثلا نظر میدن که هیچ جای دوری مثلا چه موتوری، اون موتوری که ما میگیم، چه دوچرخه، اون دوچرخه که ما میگیم. یعنی وارد چیزهایی شدن، جزئیاتی شدن که بوده برده هم قابل نبوده. یعنی مثلا برده شاید زمان مصر مثلا گفت رفتی حالا هرچی خوردی و خود رفتی هر چیزی گیر آوردی بخور. کرا اون زمان تو مصر هم اینجوری نبوده که تو جمهوری اسلامی هست، فقط امکانش رو ندارن. اگه امکانش رو داشتن زنجیر هم میباشتن به پاهم که جایی ندارن. حالا زنجیر هم تا حدی بستن دیگه با این علم جدید که رفتن دوستان چینی گرفت. ما آمارتون رو داریم، حالا اگه فرصت بشه و خدای نکرده بمونم میرن سراغ تک تک این آدم که فعالیت سیاسی کردن. حالا من که خدا به خدا اینا فرصت نکنه و یعنی تمام اطلاعاتی که دارن ازش استفاده خواهند کرد. متشکرم. ممنون. ممنون جناب احمدی خان عزیز بابت مشارکت. بله دقیقاً همینه. بابت اعتراضات و تجمعات هم یه مطلبی رو گفتین. جالبه که تجمعاتی که وکلا انجام دادن و با گاز اشکاور این حمله که به سمتشون شد، بعدن یه آقایی بود، حالا دوستان خبرنگار اینجا هستن بهتر اسامی رو میدونن، یه اراجیفی گفته بود ایشون و گفته بود که اینا مجوز نداشتن. یا از وکیل که دیگه قانون خود اون کشور رو میدونه که دیگه بالاتر نیستین. یه تجمع مسالمت آمیز چجوری میشه که با گاز اشکاور حمله میکنین؟ بعد 3 تن یا 4 تن هم همون روز بازداشت شده بودن تا اونجایی که من میدونستم. اسم یکی از وکلای خانوم هم همون روزی که این اتفاق افتاد داشتن میگشتن که پیدا بکنن این خانوم اسمش چی بوده. جناب آقای رایی عزیز، مایک با شماست. بله، با درود به شما و دوستان گرامی. من خواستم در مورد قانون اساسی این دو پهلوی جمهوری اسلامی توضیح رو بدم. بعد از انقلاب یه پیشنویس قانون اساسی تهیه شد و مجلس خبرگانی تشکیل شد که در اون پیشنویس قانون اساسی بررسی بشه. متاسفانه اون پیشنویس قانون اساسی که توش ولایت فقیه و اینام نبود، اونو گذاشتنش کنار و شروع کردم به قانون اساسی نوشتن. و این قانون اساسی رو 9 نفر در اون مجلس بودن که مقاومت کردن با ولایت فقیه که حسن آیت تو مجلس آورده بود و مورد حمایت آقای منتظری قرار گرفته بود. و این موارد حقوقی رو که میبینین اون 9 نفر نوشتن. شرطار هم اونایی که مخالف بودن گذاشتن. چرا؟ به این علت این کار کردن که این قانون اساسی رو کف اختیارات خودشون بکنن، یعنی تفسیر بکنن، بین تفسیرها هم تفسیر خودشون رو بالا بگیرن و درست وارونه کردن جریانه. و اصل این هستش که حقوق انسان ثابت و مطلقه، جهان شموله، هستی شموله، کنه نمیشه، عقاید دینی و غیر دینی باید خودشون رو تطبیق بدن. اینا وارونش کردن، آمدن حقوقی که ثابته رو نسبیش کردن، عقاید خودشون رو که نسبی تفسیری تاریخی هستش اونا رو ثابتش کردن. و به همین علت لازمه یک نکته ای رو توجه داشته باشیم که بعضی حتی از اونایی که با سواد مناسب اجتماعی هم هستن این اشتباه رو کردن. خانم زهرا رهنورد در سال 88 این اشتباه رو کرد و گفت لازم است که تمام این قانون اساسی به اجرا در بیاد. منظورش همین بندهای حقوقی بود، اما همونطوری که آقای گلستانی جو الان مطرح فرمودن اینا همه مشروطه. بنابراین قانون اساسی رو اگه بخوایم همه‌شو به اجرا بذاریم، در واقع همه حقوق انسان این وسط
قربانی خواهد شد و اشتباه است که این قانون اساسی به اجرا در بیاد. این قانون اساسی باید بره کنار، برای اینکه همین مشروط بودنش تمام حقوق رو چون کف اختیارات اینا حساب میشه میتونن قبول بکنن یا نکنن. در همین رابطه به عنوان مثال برای شما بگم، با همین فکر اینها حتی در مورد قوانین خودشون رو هم همین مگرها رو گذاشتن. مثلا میگن دختر 9 سالگی ازدواج کنه، بعدش کردن 13 سال مگر پدر مادر اجازه بدن، یعنی جنایتی رو با اجازه پدر مادر میشه انجام داد. مرسی، خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما جناب رای عزیز، تشکر میکنم. جالبه در رابطه با قانون اساسی هم صحبت شد قبل اینکه بریم سراغ سخنان بعدی. این نکته هم حائز اهمیته. حالا من رشته تحصیلیم حقوق بود و متاسفانه از قانون اساسی که به ما یاد دادن، من چیزی غیر از اختیارات و وظایف رهبری رو در اون سالها بیشتر یاد نگرفتم و استادمونم آقای دکتر جعفری بود که ظاهراً ایشون الان شده رئیس کانون وکلای مرکز یزد و خیلی پیشرفته خوبی هم داشته. اون موقع هم صحبتش بودش که عضو هیئت علمی بشه و من یادم میاد که جناب رای ما چند دفعه اعتراض کردیم، گفتیم آقا ما از قانون اساسی چیزی غیر از اختیارات و وظایف رهبری تو جزوه یاد نگرفتیم، حداقل یک کتاب به هم معرفی کنید، یه چیز بدونه مثلا قانسی چیه، مثلا کجا اومد دانشوی این رشته این موقع چرا. و ایشون گریه کرد سر کلاس و گفت ما شهید دادیم و رهبر و اینو. و این خیلی جالبه که مثلا یک حقوقدان فقط، حالا اون سالها ما سنمون پایین تر بود، مثلا فقط می‌خواستیم درس رو به اصطلاح پاس بکنیم و تموم بشه، ولی الان که مثلا بزرگتر میشیم و فکر میکنیم میریم، ما هیچ چیزی از قانون اساسی هم که قرار بوده به ما یاد بدن یاد داده نشده. و در رابطه با بحثی هم که اون چند نفری که قانون اساسی رو نوشتن و بازنویس کردن، من یه چند تا کلیپی هم دیدم که ظاهرا جناب آقای رای انگار یکی دو بارم اینا به اختلاف نظر میخورن و انجام نمیشه، جوری که توی این من توی یوتیوب دیدم در این رابطه. حالا اسامی رو شما بهتر میدونین، ولی چیزی که هست دقیقا وارونه جلوه دادنه. و چیزی هم که بسیاری از دوستان، حالا خیلی از افراد نمیدونن، دقیقا همینه که توی قانون اساسی به مواردی اشاره شده که توش حق هست اما به شروط. و از اون طرف هم چیزی هم که به خورد دانشجو و کسی که دنبالش میره میدن، چیزی غیر از اختیارات و وظایف رهبری نبوده که یاد بگیریم. خیلی ممنون از شما. خب من دعوت میکنم از دوستان دیگه، اگه من نگاه بکنم اگه دوستان دستشون کسی بالا نیست، بعد دعوت میکنم از سخنان بعدی. یک لحظه من فقط صفحه رو جناب آقای رضا حاتمی عزیز با موضوع بررسی هدف سوم از اهداف سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. جناب آقای رضا حاتمی عزیز، اگر لطف کنید که با اشاره دست من رو راهنمایی بکنید، من مایک رو براتون آزاد میکنم. جناب حاتمی مایکتون رو باز نکردین عزیز جان. جناب آقای حاتمی من مایک رو براتون باز بکنم یا صدای بندر دارین؟ بله بله الان صداتون واضح هستش. بسیار عالی. درود خدمتش، در خدمت شما هستم با بررسی هدف سوم از اهداف سند 2030 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی. در ابتدا تسلیت میگم به تمام خانواده های شهیدانی که در راه آزادی و آبادی مردم و ایران جان باختند و به امید پیروزی و آزادی. مطابق با دستور کار هدف سوم از اهداف 17 گانه توسط مطابق با دستور کار هدف سوم از اهداف 17 گانه توسعه پایدار، هدف شماره 3 عبارتند از تضمین یک زندگی توأم با سلامت و ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین.
طبق این هدف مهمترین اقداماتی که دولت‌ها باید برای تحقق این هدف انجام بدن به شرح این هستش که در واقع میتونیم دسته‌بندی کنیم. شماره 1، کاهش مرگ و میر مادران در سراسر جهان به کمتر از 70% تا سال 2030. 2، پایان دادن به مرگ و میرهای قابل پیشگیری در نوزادان و کودکان زیر 5 سال تا سال 2030. در این حرکت هدف همه کشورها باید کاهش میزان مرگ و میر نوزادان به کمتر از 12 نفر به ازای هر 1000 نوزاد زنده متولد شده و کاهش مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به حداقل کمتر از 25 نفر به ازای هر 1000 کودک باشد. مورد 3، پایان دادن به بیماری های همگیر مثل ایدز، سل، مالاریا و بیماری های نادیده گرفته شده و مبارزه با بیماری هپاتیت، بیماری های ناقل به وسیله آب و سایر بیماری های واگیردار تا سال 2030. شماره 4، در واقع کاهش تعداد مرگ و میرهای زود هنگام ناشی از بیماری های غیر واگیر از طریق پیشگیری و درمان و ترویج بهداشت روانی و رفاه تا سال 2030. 5، تقویت پیشگیری از مصرف مواد مخدر و درمان سوء مصرف آن و نیز پیشگیری از استفاده زیانبار مشروبات الکلی. مورد 6، به نسب رساندن تعداد مرگ و میرها و حوادث ناشی از ترافیک جاده‌ای در سطح جهان تا سال 2030. مورد 7، تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در حوزه مسائل جنسی و باروری، از جمله تنظیم خانواده، آموزش و اطلاع رسانی و ادغام بهداشت باروری در برنامه‌ها و راهبردهای ملی تا سال 2030. مورد 8، تحقق هدف دسترسی جهانی به بهداشت، از جمله دسترسی به کلیه خدمات بهداشتی مورد نیاز بدون مواجه شدن فرد با مسائل و مشکلات مالی، دسترسی به خدمات بهداشتی ضروری و نیز دسترسی امن، مؤثر و مقرون به صرفه به داروها و واکسن‌های ضروری برای همه. مورد 6، کاهش چشمگیر تعداد مرگ و میرها و بیماری‌های ناشی از مواد شیمیایی خطرناک و آلودگی هوا و آب و خاک تا سال 2030. همچنین حمایت از پژوهش و تولید واکسن و دارو برای بیماری‌های واگیردار و بیماری‌های غیر واگیر و به خصوص فراهم آوردن امکان دسترسی به دارو برای همه. ما اینک با احترام به اهداف 17 گانه به 3rd هدف که زندگی سالم و توأم با رفاه برای همه میباشد توجه می‌کنیم. در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید قرار گرفته که هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش است، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی. همچنین حق دارد که در زمان‌های بیکاری یا بیماری، نقص عضو، بیوگی و سالمندی و فقدان منابع تأمین و معاش تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است از تأمین اجتماعی بهره‌مند شود. چشم‌اندازی که هدف 3 از اهداف 17 گانه توسعه پایدار دارد به شرح زیر است. 1، بهبود چشم‌انداز جهانی در خصوص اطمینان از زندگی سالم و توسعه رفاه پایدار برای همگان در هر گروه سنی. مورد 2، کاهش مرگ و میر مادران، پایان دادن به مرگ و میر قابل پیشگیری کودکان. مورد 3، کاهش بیماری‌های مرتبط با ایدز، پوشش بهداشت جهانی، داروهای ضروری مقرون به صرفه،
مراقبت از سلامت جنسی و باربری، تحقیقات واکسن و دسترسی به داروها و همچنین مبارزه با بیماری‌های غیر قابل پیشگیری مانند دیابت و جلوگیری از حوادث ترافیکی و سوء استفاده از مواد مخدر. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در قانون اساسی خود حق بر سلامت را مورد توجه قرار داده و خود را به نوعی موظف به تحقق هدف شماره 3 نموده است، چیزی که ما ازش خیلی ندیدیم. در واقع اصل 23 قانون اساسی حق بر خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی را برای همگان به رسمیت می‌شناسد و مقرر می‌دارد که برخورداری از تأمین اجتماعی در زمان بازنشستگی، بیکاری یا از کار افتادگی و بی‌سرپرستی و یا حوادث و سوانه نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. طبق این اصل دولت باید از دو طریق خدمات فوق را برای مردم فراهم سازد. این دو مورد رو خدمتتون عرض میکنم: درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم. طبق بند 12 اصل 3 قانون اساسی نیز برنامه ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه از وظایف دولت است. به موجب این اصل دولت موظف است حقوق همه جانبه افراد هم از زن یا مرد و تساوی عموم در برابر قانون را تأمین نماید و بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید دارد. بند 1 اصل 33 تأمین نیازهای اساسی یعنی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه را یکی از ضوابطی می‌داند که اقتصاد جمهوری اسلامی ایران باید بر اساس آن استوار گردد. اما آمار و اخباری که از گوشه و کنار در خصوص وضعیت سلامتی ایرانیان و کمکاری‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد تحقق بخشیدن به این حق بشری و اساسی به گوش می‌رسد، نمایانگر عدم بهره‌مندی بخش عظیمی از ایرانیان از حقوق سلامت طبق استانداردهای حقوق بشری می‌باشد. جمعیت ایران بالاترین درصد دستیابی به آب آشامیدنی سالم رو در خاورمیانه داره. تخمین زده شده حدود 92% از جمعیت به آب آشامیدنی سالم دسترسی دارن. اما افزایش جمعیت بحران آب رو تشدید کرده. در زمینه تصفیه فاضلاب مشکلات قابل توجهی وجود دارد که این موضوع نیازمند اهمیت دادن دولت استفاده صحیح از این آب می باشد. برای مثال اکثریت جمعیت تهران تصفیه فاضلاب ندارند و پساب تصفیه نشده مستقیما به آب‌های زیرزمینی تزریق شده و این آلودگی آب‌ها موجب افزایش خطر و سلامتی می شود. علاوه بر این، با وجود این حقیقت که ایران دارای یک اقتصاد وابسته به کشاورزی می باشد، درجات بالایی از سوء تغذیه در کشور وجود دارد. حدوداً 1/4 کودکان یا گرسنگی کشیدن و یا فاکتورهای کاهش رشد را به دلیل سطح پایین تغذیه تجربه کردند. با این وجود شاخصهای قابلیت توزیع غذا در سطح پایینی است. ناگفته نماند درصد کودکانی که از سوی تغذیه رنج میبرند در روستاها و شهرستانها خیلی بیشتر استش. تحریم و افزایش قیمت دلار بیماران خاص را به زحمت انداخته. بیمارانی که علاوه بر تحمل بیماری خود باید رنج و سختی کمبود دارو و افزایش قیمت آن را هم به دوش بکشند. این بیماران
عموما به دلیل نوع بیماری که دارند باید داروهاشون رو در زمان مشخص و با کیفیت بالا مصرف کنند. بسیاری از این داروها که این بیماران مصرف میکنن یا تولید داخل ندارد یا اگر هم داشته باشد انقدر بیکیفیت هستش که تأثیر اونچنانی رو بر روی بیماریشون نمیذاره و بعضا خیلی اوقات دیده شده که واکنش نشون دادن به این داروها. بر اساس گزارش مرکز بیماری های جهانی، آلودگی هوا 7th عامل مرگ در دنیا و 7th عامل خطر در ایران است. در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران، کرج، اصفهان، مشهد، تبریز، عراق، اهواز و شیراز غلظت بعضی از آلاینده های هوا از استانداردهای ملی به مراتب بالاتر است. بر اساس برآوردها با احتساب پدیده ریزگردها جمعیتی بالغ بر 35 میلیون نفر یعنی حدود نیمی از جمعیت کل کشور به نوعی در معرض یکی از انواع آلودگی‌های هوا قرار دارند. این مشکل نه تنها سلامت مردم رو به خطر میندازه بلکه به علت افزایش نیاز به خدمات مراقبتی و بهداشتی و حتی فوریت‌های پزشکی هزینه‌های سرباری را نیز بر حوزه سلامت تحمیل می‌کنه و در نهایت باید به وضعیت قابل تحمل سلامت روانی ایرانیان اشاره کرد. تحقیقات تازه در ایران نشان میده بین 20 تا 25 درصد ایرانیان دچار بیماری روانی هستند و بیش از 50 درصد مراجعه کنندگان به پزشکان عمومی دارای انواعی از بیماران روانی هستند. آمار افسردگی در شهرهای بزرگ دنیا حدود 20 تا 25 درصد هستش، اما در تهران تحقیقات نشان داده که نزدیک به 34 درصد ایرانیان دارای بیماری روانی بودند. البته این درصد زمانی هستش که قبل این اتفاقاتی که الان پیش رو داریم، قطعا به تازگی این جمعیت به شدت افزایش یافته. در نهایت اگر بخوایم این موضوع را به نتیجه برسونیم، ایران برخلاف قانون اساسی خود برنامه جهت استفاده صحیح از منابع مورد نیاز انسانی و ساخت زندگی سالم و رفاه برای مردم ندارد و با بیکفایتی مسئولین متاسفانه تمام زیرساخت‌ها و منابع کشور که در جهت رفاه مردم و زندگی آنها باید استفاده شود به هدر رفته و هیچ استفاده صحیح و کاربردی برای مردم نداره. به امید روزی که مردم چیزی رو به دست بیارن که چندین سال از اونا گرفته شده و طعم زندگی سالم و توأم با آرامش و رفاه رو بچشند. سپاس از شما که این وقت رو به من دادین. اگه اجازه بفرمایید من مایک رو رها میکنم. خیلی ممنون از شما جناب حاتمی عزیز از سخنرانی بسیار جامع و کاملتون و به موارد حائز اهمیت هم اشاره کردیم، من جمله بهداشت و در رابطه با بهداشت جنسی من می‌خواستم این مسئله رو هم اضافه بکنم. با دوستانی که در ایران هستم من تقریبا 1-2 هفته پیش تماس داشتم، چون موارد پیشگیری و موارد بهداشت جنسی متاسفانه رعایت نمیشه و بعضا نایاب شده یک سری از این در واقع وسایل پیشگیری، باعث بیماری های خیلی شدید در واقع جنسی شده که به گفته این دوست من که در همین رشته هم در واقع پزشک هست و تحقیق میکنه، میگفتش که به طوری که افرادی که به عنوان مثال روابط پرخطر دارن، روابط پرخطر خب شامل در واقع 4 شریک جنسی در 1 هفته ما اگه اسمشو بذاریم اسمش هست رابطه پرخطر، افراد پرخطر در معرض این بیماری که هستن، هیچی افراد دیگه هم که
در واقع روابط پرخطری هم ندارن، این مسئله انقدر واگیردار هستش و اصلش هم برمیگرده به همون که موارد پیشگیری به راحتی گیر نمیاد یا از کیفیت بسیار نامناسبی برخورداره. و جالب اینجاست که در سال 89 تا 90 تا 91 بسیاری از این موارد پیشگیری در بحث بهداشت جنسی انقدر کیفیتشون بالا بود که روی بستر اگه شما میخوندی یا نگاه میکردی نوشته شده بود که در واقع چه موادی داخلش هست، به چه کاری میاد، به چه عنوان میشه ازش استفاده کرد. و جالبه که سال به سال اینا هم کمتر شد و جمع شدن این در واقع وسایل پیشگیری و من اون سالها یادمه که یواش یواش در داروخونه ها جمع شد و این دوست من که در این رابطه دوباره تحقیق میکرد میگفتش که متاسفانه این بیماری جوری هستش که اول برای در واقع خانم ها مشکل ساز هست و واگیر داره و به همین منوال به مرد میرسه و میگفت خیلی زیاد شده بهنام، به طوری که اصلا دولت هم اعلام نمی کنه ولی در خارج از ایران این مورد هستش که باید واکسیناسیون بشن افراد، یعنی مثل واکسنای جناب خاتمی، مثل همین داستان واکسنایی که ما به دنیا میایم تا روش به سن رشد و تکلیف برسیم و این مسائل واکسن‌های عمومی میزنیم، این باید تو برنامه دولت بیاد. این دوست من به عنوان یک محقق اینو گفته بود توی دانشگاه اما کوگوش شنوا، یعنی اصلا دولت بودجه که نداره هیچی نمیتونه این واکسن‌ها رو هم وارد بکنه، از این جلوگیری بکنه. بنابراین این دوست من میگفت سالهای در یکی دو سال همین آینده که در پیش رو داریم مثل یک بمب ویروس واگیردار این فراگیر میشه بین جوانها و خیلی هم خطرساز هست. حالا به قول شما بسیاری از این نکات رعایت نمیشه، بحث تحریم رو مطرح کردیم توی این سخنرانیتون به صراحت، واقعا این ناکارآمدی دولت که باعث شد یه سری تحریمای اتفاق بیفته مثل قرص، مثل وارد کردن قرص ها به بیکیفیتی و اینا اشاره کردیم که در رابطه با بیکیفیتی الان من مواردی رو دارم که قرص هایی که وارد ایران میشه از چین داشتیم سالهای قبل به عنوان مثال همین واکسن 633 و 1800 بود و بعد از اون هم رسید به قرص پلاویکس. خب هممون دوستان و آشنایون داریم که بیماری های قلبی دارن، بیماری های دیگه دارن، این قرص پلاویکسی که از چین وارد میشه اصلا عمل نمی کنه. جالب اینجاست که اصلا به هیچ عنوان عمل نمی کنه. حالا برخی از دوستان که ساکن اروپا هستن لطف کردن گروه هایی تشکیل دادن که بتونیم مثلا اینجا جمع بشیم قرصی تهیه بکنیم بدیم افرادی که میرن ایران با خودشون ببرن برای افراد نیازمند. اینا همه از نشانه های بیکیفیتی ناکارآمدی دولت بود که بهش اشاره کردیم، واقعا حائز اهمیت بود. و بحث آب آشامیدنی و تغذیه رو اشاره کردید که ما الان خود من به شخصه در واقع دو سال هستش که پیگیر اخبارش هستم، میبینم که به کرات بوده مخصوصا در شهرستان، در شهرهای دیگه، در شهرستانهای دیگه همینطور که از مرکز دور میشیم زیاد بوده. همون سالهای 88-89 آبهای در واقع سمت یزد و اون استانها از بیکیفیتی بالایی برخوردار بود، طوری که این آب آشامیدنی ایجاد باعث سنگ کلیه میشد و در مواردی هم به دندونها آسیب میزد، به طوری که مثلا افرادی که از این آب استفاده میکردن به کرات مشکلات دندان و لثه براشون پیش می اومد. و این مسئله های زحمت و الان به قول شما در طی این سالها کم که گذشته بدتر و بدتر شده تا رسیدیم به امسال که دیگه آب ظاهرا جیره بندی شده و من توی همین اخبار شنیدم سالهای بعد بدتر هم خواهد شد و امیدوارم که هرچی زودتر این در واقع پروژه انقلاب و این مرحله انقلابی که در واقع اتفاق افتاده زودتر نتیجه بخش بشه که بشه از خطرات بیشتر جلوگیری کرد، چون تا همین الان به قول شما آقای حاتمی عزیز دیگه دیر هم شده. من اینجوری فکر میکنم که دیگه اصلا همین الان هم که این حکومت بره ما بخوایم شروع بکنیم به سازندگی سالهای زیادی طول میکشه، یعنی اینجوری نیستش که از ریشه سوزوندن. از دوستان و شرکت کنندگان عزیز و محترم اگر کسی، بله جناب آقای رایی عزیز، من مایک رو براتون آزاد میکنم، مایک در اختیار شما جناب رایی. خیلی ممنون از صحبت‌های خوب شما و از صحبت‌های خیلی خوب سخنرانی ما.
ببینید، مشکل آب در ایران همیشه یکی از مشکلات اساسی بوده، به دلیل اینکه از 25 تمدنی که تو دنیا شناخته شده، تنها تمدنی که کنار آب ساخته نشده بلکه آب رو برداشته اونجایی که میخواستی زندگی بکنید، تمدن ایرانه. و بنابراین حکومت ها و حاکمیت ها آمدن از وظایف اصلیشون همین آب بوده. همونطوری که شما اشاره کردین، آب ناسالم بدن رو ناسالم میکنه، از جمله میزان بالای نیترات در آب. حالا سازمان بهداشتی کانادا معتقده که هر لیتر آب بیشتر از 3 میلی گرم 3 تا 4 میلی گرم نیترات نباید داشته باشه، اما سازمان جهانی بهداشت به خاطر اینکه این خیلی دیگه سخت میشه این رو در حد جهانی پیاده کردن، آمده میگه آب سالم حد اکثر باید 50 میلی گرم نیترات داشته باشه، نه بیشتر. متاسفانه این آب بالای 3-4 میلی گرم رو اگر شما در روز باش آشپزی کنین، 2 لیتر 3 لیتر آب رو مصرف بکنید همینطور، و این متاسفانه موجب همین سنگ‌کلیه که شما گفتید میشه، یکی از عوامل اصلیش همینه. علاوه بر اون انواع اصلا مریضی های دیگر پیش میاره. این فاضلاب ها موقعی که هدایت شده نباشه و وارد رودخانه ها و دریاها بشه، دریاچه ها بشه و تالاب ها بشه، مشکل بزرگی که ایجاد میکنه این هستش که این پر از آفتکش ها هست، پستیسیدها هست. این آفتکش ها از عوامل شناخته شده، حالا با احتمال قریب به یقین، سرطان ها، خصوصا در مردان سرطان پروستات هست، از کار افتادگی در واقع میل جنسی هست، و به این علت در ایران متاسفانه کسانی که باردار نمیشن تعدادشون خیلی بالاست، میزانش از میزان جهانی خیلی بالاتر اگه این میانگین رو اعلام کرده باشه. من الان تو ذهنم دقیق نیست که آیا میانگین جهانی مشخص، ولی میدونم در ایران بالاست، حتی میشه که 40% اگه اشتباه نکنم، 40% اونایی که ازدواج میکنن احتیاج به کمک پزشکی خواهند داشت. نکته دیگه ای که لازمه به این مسئله بهداشت اشاره کنیم اینه که لازمه یک وعده غذا در تمام مدارس به و حتی شاید دانشگاه ها به دانش آموزان و دانشجویان داده بشه، به این علت که این مشکل فقر، مشکل زیر خط فقر به وجود آمده در ایران. اگر خط فقر رو یک دلار زیر خط فقر مطلق یک دلار بگیریم، الان با این وضعیتی که الان در ایران هست، ایرانی ها بیش از 80% الان زیر خط فقر و بیش از 50-60% زیر خط فقر مطلق هستن. الان حداقل درآمد شده میشه که 18 میلیون تومان، اگه درست الان یادم باشه، یا 12 میلیون، 18 میلیون تومان جدیدا میشه که شده 18 میلیون. این نشون میده که مسئله سلامت ربط مستقیم پیدا میکنه با اقتصاد. اقتصاد ما وابسته است به کشاورزی و کشاورزی ما کشاورزی بهینه نیست. در خاورمیانه فقط کویت هستش که میزان در واقع بهره‌وری کشاورزیش پایین‌تر از ماست و آب زیاد مصرف می‌کنیم. در ضمن علم کشاورزی به اندازه کافی گسترش پیدا نکرده. به عنوان مثال گیاهی رو میشه خیلی با آب کمتر در واقع پرورید، ولی در کشاورزی ایران دیده شده که آب زیاد میدن به گیاهی که زیاد آب نمیخواد، یا موادی که پرمصرف هستن از نظر آب، اینا لازمه که در واقع در ایران کشت نشه. کشت استراتژیک که زمان آقای محمدی، آقای خاتمی مطرح شد که ما خودکفایی گندم لازم داریم، شاید در مواردی مثل اوضاع فعلی آب ایران صحیح نیست. این شاید من شایدم نه صحیح نیست و لازمه که ما کشت در زمینهایی بکنیم که آب کمتر داره و بعد اینو مبادله کنیم با کشورهای مثل تاجیکستان و دیگه، یا حتی کشت فراز سرزمینی
نه اونم به صورت یه سپاه پاسدارانه اینا این کار بکنن، به صورت خصوصی گسترش پیدا بکنه و این نشان دهنده این هستش که اصلا بخش خصوصی باید گسترش پیدا کنه، نه بخش خصولتی به جای خصوصی. به هر حال مشکلات زیاده، ولی که همین اینا رو پیدا میکنه به مسئله سلامت، همین رو پیدا میکنه به عدم پیش بینی ها در قانون اساسی و اینکه موقعی که به حقوق توجه میکنیم لازمه حتما به حقوق طبیعت توجه کنیم. آب اگر شور باشه، زمین اگر بارور نباشه، اون گیاه بار نمیاد. پس لازمه که مجموعه آب و خاک و گیاه با هم به صورت حقوقی ارتباط برقرار کنن، به صورت طبیعی خودشون، به صورت حقوقی میگم به صورت طبیعی خودشون. جلوی این حالت طبیعی گرفته میشه، تفسیر ما ایران انسان ها میتونه باشه به میزان زیاد. مرسی، خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما جناب رای عزیز. من یه نکته خیلی کوچیکم اضافه بکنم قبل از اینکه بریم سراغ سخنان بعدی. جناب رای عزیز، من می‌خواستم اضافه بکنم که در سال‌های اخیر هم مسئله با یک پدیده مواجه بودیم که این در واقع لبنیات و لبنیات که دچار مشکل بودیه که روغن پالم بود اگه اشتباه نکنم، که اون خیلی سر و صدا کرد. اون زمانی بود که خب من خارج از ایران بودم، اما این به اصطلاح لوبیا و عدس و این موارد، اسمشون تو ذهنم نمیاد، این موارد بودن که تراریخته بودن و اینا وقتی که من یادمه که در واقع سرباز که بودم، هم اونها وارد شده بود، اینا تراریخته شده بود و حبوبات، بله ممنون از شما خانم ترابی، اینا هم تراریخته شده بودن و بحث واردات گوشت‌های برزیلی بود که باز هم اونا هم خیلی آسیب زد و اون موقع من سرباز بودم، اینا رو می آوردن و این زمانی که میخواستن این گوشتا رو پخت و پز انجام بدن، اما که بسیار سیاه بود، قابل خوردن نبود و بوی بسیار بدی هم میداد داخل اون سربازخونه که به اصطلاح این گوشت طبخ میکردن و می آوردن و تمام این حبوبات هایی هم که بود، حالا بحث تغذیه است، حالا چه زمان به دانشجو بخوای بدی چه به سرباز بخوای یک وعده غذا رو بدی، این غذا از کیفیت، بحث کیفیت غذا اینجا مطرحه که اینقدر کیفیتش پایینه که حتی آسیب میزنه به معده های آسیب پذیر. و من میدونم که در مدت طولانی مدت اگه بخواد آدم از این استفاده بکنه، دیگه اون مسئله کیفیت غذایی و بحث سلامتش هم در خطر میفته. این رو هم باید بهش اشاره کرد که دولت تو این زمینه هم ناکارآمد بوده. من دعوت میکنم از سخنران بعدی جناب آقای سیاوش نوروزی عزیز با موضوع تأثیر خیزش کارگران در اعتراضات اخیر. جناب آقای نوروزی عزیز، من رو اگر با اشاره دست راهنمایی بفرمایید، ما رو در اختیارتون قرار میدم. رای بنده رو دارید؟ بله بله، صداتون کاملا واضح هستش. در ابتدا به این مورد اشاره می کنم که مردم ایران پس از 43 سال شنیده شدن وعده های توخالی و تحمل مشکلات گوناگون برای تغییر سرنوشت خود و کشور عزیزمان با اتحادی تاریخی دست به اعتراض و قیام میلیونی در داخل و خارج از ایران زدند. حکومت دیکتاتوری اسلامی در اقدامی وحشیانه خلاف حقوق بشری و به دور از انسانیت دست به سرکوب خونین و کشتار معترضان بی‌دفاع زده است. بسیاری از کارگران و کارکنان در صنایع ایران در اعتراض و حمایت از اعتراضات سراسری دست به اعتصاب و تجمع زدند. پیش از این نیز کارگران بارها دست به اعتصاب زدند که عمدتاً اهداف صنفی داشتند. همزمانی و حمایت اعتصاب‌های کارگری با اعتراض سیاسی در سال‌های اخیر کم سابقه بوده. اعتصاب و اعتراض کارکنان و کارگران صنعت نفت و پتروشیمی اولین بار پس از انقلاب 57 که کارگران به جز مطالبات حقوقی صنفی خود همگام با معترضان و به کشته شدن مهسا امینی در ایران شعارهای سیاسی سر دادند. کارگران پیمانی در صنعت نفت ایران به حکومت اخطار دادند که اگر به بازداشت‌ها و کشتار مردم و سرکوبگری‌ها و اذیت و آزار زنان به خاطر حجاب پایان داده نشود، سرکوب مردم پایان نیابد، ساکت نخواهند ماند و همصدا با همه مردم دست به اعتراض خواهند زد و کار را تعطیل خواهند کرد. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت روز دوشنبه 4 مهر با انتشار بیانیه‌ای خشم و نفرت این کارگران را در مورد قتل مهسا امینی
این دختر جوان دست به گشت ارشاد اعلام کرد. این شورا همچنین افزود از مبارزات مردمی علیه خشونت سازمان یافته و هر روزه علیه زنان و علیه فقر و جهنم حاکم بر جامعه حمایت و پشتیبانی میکنیم. در بیانیه این شورا تاکید شد که اعتراض حق مسلم ما کارگران و همه مردم است و به ستم و ظلم بساط سرکوبگرانه ای که بیش از 40 سال است بر ما روا می شود اعتراض داریم. ما دیگر حاضر به ادامه تحمل این بردگی و بی‌حقوقی ها نیستیم. کارگران پیمانی نفت با این اعلام که حکومت در این زمینه اخطار می دهد از مقام های جمهوری اسلامی خواستند پیام های کارگران و مردم را بشنوند. گروه های مختلفی از کارگران پیمانی صنعت نفت روز 21 مهر 1400 در سایت یک پتروشیمی بوشهر و فاز 14 اقدام به برگزاری تجمع کردند. این تجمع در اعتراض بازداشت گسترده کارگران در روز سه‌شنبه 18 مهر برگزار شد. در این تجمع با بازداشت و سرکوب شدیدی از سمت یگان ویژه و مامورهای امنیتی روبرو شدند. آنچه در اعتراضات سراسری علیه حکومت کمبود و خلأ آن اسمی شد موضوع اعتصابات کارگری بود. با پیشقدم شدن کارگران پروژه در واقع با جرقه‌ای که در منطقه پارس جنوبی زده شد این کارگران قدم بزرگی برداشتند. کارگران پروژه اصلوی در حرکت اعتراضی که آغاز کردند و اعتصابی که شکل گرفت یک گام بزرگ برداشتند. این یک اعتراض صنفی و برای مطالبه اقتصادی نیست. اعتصابی کاملا سیاسی است. شعارهایی که از همان ابتدا سر دادن بسیار رادیکال و اعتراضی بود که یک مرکز کاری شروع و ظرف یکی دو ساعت به چندین مرکز در منطقه پارس جنوبی کشیده شده. در روز دوم هم به آبادان و کارگران شرکت پالایش رسید. بنابراین روشن است که حکومت از ترس این که اعتصاب مواد گسترش بیشتری پیدا کنه برای جلوگیری از فراگیری آن به سرعت دست به سرکوب کارگران و معترض زده است. اعتصاب کارگران صنعت بسیاری حساس مثل نفت به صورت کنونی در جمهوری اسلامی بی‌سابقه است و بر اساس اینکه صنعت در بالاترین سطوح امنیتی رصد و کنترل داره و اداره میشن. اعتصاب در این صنعت چه بخوایم چه نخواهیم یک پیشروی بسیار بزرگ برای جنبش کارگریه. این بخش از کارگران شاغل در نفت از اعتصابات گذشته خود تجارب علمی و بسیار با ارزشمندی دارند. آنها تشکلی نداشتند، موفق شدند اعتصابات سراسری و فراگیر را تشکیل دهند. اعتصاب اخیر دارای ماهیت سیاسی است و با توجه به تجربی که آنها در موضوع سازماندهی تجمع از گذشته داشتند، گسترش و سرعت این شکل از اعتصابات به سایر مراکز نفتی کاملا امکان پذیر است. حراس جمهوری اسلامی هم از همین است، چون ابدا تصور نمی‌کرد حتی بخش کوچکی از این کارگران هم قادر باشند اعتصابی در همراهی با اعتراضات سراسری مردم پس از قتل حکومتی مهسا امینی در مقابله مستقیم با حاکمیت و خواسته های روشن سیاسی اجرا کنند. جمهوری اسلامی با توجه به سالها سرکوبی که از طریق نهادهای امنیتی در حق کارگران و فعالان صنفی تشکل‌های کارگری روا داشته است، در کنار آن تحلیل تئوری اقتصادی خود به این باور رسیده بود که امکان بروز اعتصاب آن هم از نوع سیاسی در بخش‌های کارگری تقریبا صفر و غیر ممکن است. تا آنجا که چند روز پیش نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران وقوع اعتصاب در بین کارگران را ناممکن و شبیه یک شوخی قلمداد کرد، با همه اینها دیدیم که اعتصاب شکل واقعیت به خود گرفت و اعتصابی که همه معادلات اتاق‌های فکر دستگاه‌های متعدد سیاسی و امنیتی و اقتصادی حکومت را برهم زد. با این اتفاق همه تلاش‌های 14 دهه گذشته حاکمیت برای از هم دور نگه داشتن کارگران و جلوگیری از متشکل شدن همبستگی آنها فرو ریخت. با روندی که در جمع کارگران ایران در حال طی شدن است میتوان گفت همه برنامه‌های آنها برای خاموش کردن اجتماع میلیونی کارگران ایران با شکست روبرو شده. حمایت و همبستگی جنبش مردم با کارگران و عدم سکوت آنها در مورد سرکوبی که علیه کارگران پروژه‌ای رخ داده بسیار مهمه. عموم مردم، دانش آموزان، دانشجویان، توده‌های مردم و معترض در خیابان باید بدانند که جمعیت بیش از 14 میلیونی کارگران ایران که بدون هیچ فراخوان و تشکیلاتی در خیابان‌ها در جمع معترضان هستند، حلقه پیوسته اعتراضات مردمی است.
مردم این اعتصاب کارگران پیمانی را باید از جنس خودشان بدانند. نباید در مقابل سرکوب اخیر کارگران صنعت نفت سکوت کنند. همبستگی واکنش‌های خیابانی عمومی مردم همراه با واکنش‌های گروه‌های مختلف کارگری و صنفی هزینه سرکوب را برای حکومت به شدت بالا می‌برد و مردم در خیابان‌ها از گروه‌های مختلفی اجتماعی انتظار حمایت داشتند. این درخواست را فریاد می‌زنند. کلید خوردن اعتصابات کارگری درخواست حمایت است. این بغض فروخفته سال‌ها سرکوب کارگران حالا شکسته شده. بنابراین لازم است که مردم در مقابل سرکوبگران سرکوبگران کارگران منفعل نباشند. حاضران در متن اعتراضات خیابانی باید بدانند کارگران پروژه‌ای که اتفاقا بی‌ثبات‌ترین و مظلوم‌ترین بخش کارگران ایران از نظر امنیت شغلی محسوب می‌شوند با تهدیدهای مختلف روبرو هستند. مردم با صدای همبستگی و عملی خود به آنها نشان می‌دهند این همبستگی امید و چشم‌انداز ورود سایر بخش‌های کارگری به فاز اعتصابات است. چند فاکتور اساسی در این اعتراضات به این صورت است که همبستگی حمایت مردم و واکنش در قبال سرکوب این بخش پیشرو در صنعت نفت است که اگر واکنش مناسبی از طرف جنبش مردمی رخ دهد برای بقیه بخش‌های کارگری که در حال امکان سنجی و بررسی امکانات و قوای خود برای ورود به فاز اعتصابات هستند قطعاً سیگنال و پیام خوبی خواهد داشت. دوم، پیشروی مبارزه در خیابان است و این به معنی که هر اندازه این جنبش و خیزش بتواند قوی تر و ظاهر شود به میدان آمدن بخش‌های دیگر کارگری سرعت و شتاب بیشتری خواهد گرفت. یکی از کارهایی که جمهوری اسلامی از انقلاب بهمن 1357 انجام داد انحلال شوراها و کمیته های کارگری رد کارخانه ها بود. همون گروه هایی که توانسته بود از طریق آنها ظرفیت ایجاد و روابطی تنظیم کند که کارگران صحنه سیاسی جدال با حکومت پهلوی را وارد شوند و سازمان دادن اعتصابات کمرشکن ضربه نهایی را به حکومت بزنند. پس از تثبیت حکومت از سال 58 بلافاصله ضربات به این شورا آغاز شده و تقابلی عمیق با ساختارهایی که در برخی صنایع به ویژه صنعت نفت شکل گرفته بود رخ داد. با تجربه‌ای که افراد حکومتی از پیشینه مبارزات و نقش اتحادیه کارگری شوراها و کمیته ها در سرنگونی حکومت پیشین داشتن، روابط و قوانین کار به گونه‌ای تنظیم شد که کارگران قادر نباشند یک بار دیگر مستقل از دولت و حکومت تشکیل شوند. در ادامه هم عملا این امکان خارج از چارچوب تعریف شده شورای اسلامی کار به شدت وابسته به حاکمیت است و برای کارگران هرگز مهیا نشده. این شکل بندی تازه کارگران را از یکدیگر جدا و آنها را ایزوله کرد. وجود ده ها و بلکه بیشتر شکل قراردادهای کاری که غالبا در برگیرنده امنیت شغلی برای کارگران نیستند موجب شد تا کارگران از طریق هم از یکدیگر جدا سازی شوند. این بخش از کارگران پروژه‌ای که الان دست به اعتصاب زدند جزء بزرگی از بی‌ثبات‌ترین کارگران قراردادی کار و امنیت شغلی هستند. کارگرانی که قراردادهای طولانی مدت ندارند و بعضن حتی بدون قرارداد کار مشغول کار هستند. بنابراین کارفرماها به سادگی میتونن اونها رو اخراج کنن و نیروهای دیگری رو جایگزین کنن. این اعتصابان شان میدهد با شکستن قفل اعتصابات رویکرد سیاسی و الگویی که از اعتصاب کارگران پروژه‌ای در مقابل ما قرار دارد کارگران در بخش‌های رسمی قراردادی موقت و در صنایع استراتژیک و حتی در واحدهای عملیاتی و تولید صنعت نفت را می‌توان برای وارد شدن به فاز و مرحله اعتصاب سراسری مهیا سازند. اگر بخوایم جمع‌بندی کنیم این موضوع رو باید بگیم که جامعه کارگری کشور ما از همان ابتدا زیر فشارهای زیادی بوده. این نظام کمر خم کرده و از الان و از سالیان سال تحمل با دلی پردرد تمام زندگی خودشون رو وقف برای بهتر شدن وضعیت پا و پای تمامی مردم بخش بزرگ و تاثیرگذاری رو در این اعتراضات اخیر به خودش اختصاص داده. به امید روزی که ایران آباد بشه و مردم آزاد بشه. ممنونم که این وقت رو من دادید. خیلی ممنون از شما و سخنرانی بسیار جامع و کاملتون. در رابطه با بحث کارگران بیش از شاید 2 سال باشه چیزی که من میدونم که
اعتراضات کارگری وجود داره و حالا به گونه های مختلف، به شیوه های مختلف. یعنی روزی نبوده که، شاید تو این اواخر روزی نبوده که قبل از این تظاهرات و اعتراضات اخیر، روزی نبوده که ما اخبار از اعتصابات و اعتراضات کارگری نداشته باشیم. و اتفاقی هم که افتاد در ابتدای جلسه، در ابتدای سخنانتون بهشون اشاره کردید، همراه شدن کارگران و اعتصاباتشون واقعا بی‌نظیر بود و به نوعی این شوراها و اصناف که بیانیه صادر میکردن، اطلاعیه صادر میکردن و دعوت میکردن، در حد خودش بی‌نظیر بود و نشون میداد که بار دیگر کارگران میتونن با اعتصابات و اعتراضات سراسری که انجام میدن، در واقع جناب آقای نوروزی صداتون نیست، من فکر کنم داشتین صحبت میکردیم. من مایک رو در اختیارتون میذارم جناب. داشتم خدمتتون میگفتم که بار دیگه کارگرا به این مهم دست پیدا کردن که با اعتصابات و اعتراضات سراسری میتونن کمر اقتصادی دولت رو فلج بکنن و دولت و حکومت رو به زانو در بیارن. این به نوع خودش بی‌نظیر بود و حائز اهمیت بود، چرا که در نوع حکومت قبلی هم ما به همین منوال شاهد اعتصابات و اعتراضات سراسری کارگران بودیم در قسمت پالایشگاه ها، پتروشیمی، و اون موقع بود که ضربه محکمی زدن به حکومت و این بار هم تونستن با اعتراضات و هماهنگی که البته خب هزینه هم کم ندادن، دستگیر شده ها، افرادی که اطلاعیه دادن، اسامی و من الان یادم نیست، ولی افراد مهمی که داخلشون فعال بودن دستگیر شدن چندین مرتبه و هزینه هم کم ندادن، با امید اینکه تمام این اعتراضات کارگری همسو بشه با اساتید، دانشگاه ها، معلم ها، مدارس، کما کم که داره اتفاق میفته و هرچی پیشتر میره این انقلاب در واقع به مراحل جدیدی که میرسه میتونه در واقع شیوه جدیدی هم ابداع بکنه از خودش که بقیه اصناف، شوراها، بازاری ها، کسبه ها به این اعتراضات و اعتصابات بپیوندن. از بقیه دوستان و شنونده های عزیز، جناب آقای شایگان عزیز، مایک در اختیار شماست، میشنویم شما رو. بله، درود عرض ادب خدمت همه همکاران عزیز و همینطور آقای نوروزی بابت این سخنرانی خوبشون، آقای شیر محمدی، همچنین شما. آقای شیر محمدی، شما فرمودید که اعتصابات بی‌نظیر در هنوز بی‌نظیر نشده، یعنی هنوز خیلی راه داره تا بی‌نظیر شدن، ولی من یه موضوع خیلی بی‌نظیرتر رو میخوام به شما، البته هرچند که تو بحث آزاد ما این موضوع خیلی به طور مفصل بحث خواهیم کرد، ولی درست چند وقت قبل از این شروع انقلاب ژینا ما یک خبر تکان دهنده شنیدیم و خوندیم در مورد اختلاس 92 هزار میلیارد تومان از شرکت فولاد مبارکه سپاهان، و من برام عجیبه که کارگران فولاد مبارکه سپاهان که دقیقاً این پولا عجیبه اونا هزینه شده و دزدی شده و همچنان سکوت کرده بودن و سکوت کردن و همچنان دارن به اون کارشون ادامه میدن، این برام، این یعنی یک موضوع بی‌نظیر به نظر من اینه که چرا اصلا باید کارگری که این حجم از حقش خورده شده و باز همچنان سکوت کرده. حالا میگم تو بحث آزاد در این مورد خیلی مفصل صحبت خواهیم کرد. ممنونم که وقت در اختیار من گذاشتید. ممنون از شما جناب شایگان عزیز و نقطه نظراتتون، منم کاملا با شما همسو هستم، ولی اگر نظر شخصی حالا قبل اینکه برسیم به بحث آزاد بخوام خدمتتون بگم، این همون نوع آگاهی هستش که یواش یواش تو نوع این انقلابی که داره اتفاق میفته، یواش یواش من فکر میکنم که همین کارگرا و همین مواردی که شما نام بردید به این آگاهی میرسن که در واقع اینا همین پول خود شماست که دزدی شده، اختلاس شده، چرا همچنان ادامه میدید. من فکر میکنم که ما میتونیم توی این بحث آگاهی رسانی توی این زمینه موفق تر عمل بکنیم، کم و کم که تا الان هم موفق بوده، و بیشتر بتونیم اینا رو دعوت بکنیم و
خب شاید این، البته این بحث که اینا نمیدونن یه مقداری شاید به دور از عقل باشه، به دور از تفکر باشه، اما من فکر میکنم که میشه یواش یواش کار کرد و به چالش کشید این کارگرا رو و در واقع بهشون گفت که این حق خود شماست که داره زایه میشه، همین پولای خود شماست، همین قشنگ شما گفتین، چرا دوباره تن میدید به این کار؟ از دوستان و شنونده های عزیز، جناب آقای رایی عزیز، من ماچو براتون آزاد میکنم، ماچ در اختیارتون. ملی خیلی ممنون. منم معتقدم که این جنبش داره گسترش پیدا میکنه، شعار بعد و شعارهای جدید نشاندنده همین گسترش جنبش هست. یکی از شعارها این هستش، قبلا شعار میدادن نترسیم ما با همه با هم هستیم، الان شعار شده بترسید ما با همه با هم هستیم. یا مردم به طرف اونایی که از پنجره ها نگاه میکنن میگن ما تماشاگر نمیخوایم، به ما بپیوندید، و یا شعارهای شبیه این یا مثلا آزادی بیان از پنجره نمیشه، نشان میده که به یه خواست حقوقی توجه شده و اون این هستش که موقعی که یک نیازی هست لازمه که نیاز اعلام بشه و خواسته بشه به کمک. نکته دیگه رو که میخواستم با شما در میان بذارم این هستش که مدیریت و ناکارآمدی اینقدر در این رژیم بالاست که درآمدهای نفتی به میزان زیاد هدر رفته. از بعد از انقلاب تا حالا بیش از 2500 میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم که میبینید که نتونستن بسازن، خرج کردن و بلخرجی کردن و دزدی کردن و همین کارا نتونستن. چین با 350 میلیارد دلار، توجه کنید، با بالای 2500 میلیارد دلار نتونستیم بسازیم، چین با 350 میلیارد دلار این اقتصاد دوم دنیا رو ساخته از نظر در واقع توان خرید. چین الان اول، هند دومه توان خرید داخلی مردم هند. نکته دیگه در مورد این کارآفرینی، حالا واردات هست، تا زمانی که واردات هست این وضعیت اقتصاد مصرفی به جا میمانه. شما اگر یه دونه خودکار رو از خارج که وارد کنید میتونه چندین کار رو در داخل از بین ببره، دستی اگه این توان پیدا بکنیم که همون رو در داخل تولید کنیم، هم کار ایجاد کردیم و هم تولید کردیم و هم اقتصاد سالم خواهیم داشت، چون از خصوصیات اقتصاد مصرفی فساد هستش. این رژیم هم نبود، هر رژیمی بود اقتصاد مصرفی میذاشت رو در واقع به اجرا میذاشت، همین فساد ها توش بود، حالا کم و بیش فساد توش بود. نمیشه اقتصاد مصرفی داشت مثل زمان سابق و الان و فساد نباشه. نکته دیگه در مورد کارگرها لازمه توجه کنیم که من در فرانسه که زندگی میکنم میدونم که برای خواباندن اعتصابات کارگری و کارگرهای خارجی رو وارد کردن، برای اینکه به اونا کمتر پول بدن و اونها به علت نیازی که دارن اون کاری رو که میخوان داشته باشن و اعتصاب کارگر فرانسوی رو کنترل کنن، چون کارگر فرانسوی به هر کاری تن در نمیداد. بعضی کارهای پس رو هنوز در کارهای بقول خودشون پس رو همین الان در فرانسه خارجی انجام میدن، مثلا رفتگری رو نمیدونم نگهبانی و اینا رو خارجی انجام میدن. و بنابراین این همین رو در ایران ما داریم میبینیم، این کارفرمایی ها و کار پیمانی در رقابت هستن با اون کارگرهایی که استخدام دائمی هستن و اینا به علت این نیازی که دارن و به علت وضعیت شکننده‌ای که دارن اگر اعتراض بکنن کنار گذاشته میشن و چون بازار کار بسیار گسترده وجود داره کارگر دیگه رو میگیرن جاش میذارن به صورت پیمانی بدون قرارداد یا با قراردادهای بسیار تبعیض‌آمیز بهشون میدن. و از قضا این پیمانکارا لازم است که زیر نظر در واقع کارفرمای واقعی باشن، در زیر نظر دولت باشن، اونایی که دستگاه‌های دولتی هستن یا شرکت‌های بزرگ دولتی هستن مثل شرکت نفت. نمیتونن که پیمانکارا برخلاف قواعد کارگری همون شرکت نفت اقدام ولی میکنن و این نشون میده که در این موقعی که فقر باشه، وضعیت زیر فقر باشه، متاسفانه یه زیادی به سازش تن میدن و سازش جای مقاومت رو میگیره. مرسی، خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما جناب رایی.
خیلی نکات جالبی رو گفتی. من اصلا به این مسئله کارگران پیمانی و اینا اصلا دقت نکردم، یعنی دقت نکردم توی این بحث. در واقع همینی که هستش که شما میگین وضعیت شکننده ای که دارن باعث میشه که خیلی هم حالا نپیوندن یا یه مقداری به اصطلاح محتاط باشن. در بحث شعارها هم اشاره کردیم به شما، دقیقا شعارهای خیلی جالبی داده میشه و من کلیپ هایی که نگاه میکنم میبینم جایی که تجمع میشه، افرادی که داخل تجمع هستن از اونایی که دارن فیلم میگیرن یا کنار وایسادن دعوت میکنن، آقا چرا وایسادی، بیا وسط، ما داریم برای شما مبارزه میکنیم، ما با هم یکی هستیم. اینو من نایده بودم تو تجمعات قبلی ولی این بار دارم میبینم که خود مردم دعوت میکنن و میگن آقا فیلم نگی، بیا وسط. خیلی ممنون از شما و از بقیه دوستان. اگر کسی نقطه نظر و صحبتی داره میشنویم. در غیر این صورت من دعوت میکنم از جناب آقای احسان احمدی خواه عزیز با موضوع مشکلات کارآفرینی در ایران. جناب آقای احمدی خواه عزیز شما مایک دارید. روز همگی بخیر، وقت همگی بخیر. شما سلام. موضوع بحثم مشکلات کارآفرینی در ایران. در ابتدای سخن بهتر است کمی درباره مفهوم کارآفرینی و اهمیت و فواید کارآفرینی در دنیای مدرن و همچنین نقش ایشان در سطح رفاه و درآمد عمومی جامعه توضیح مختصری بدم. امروزه با توجه به نقش مهم استارتاپ‌ها یا کسب و کارهای نوپا در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها، کارآفرینی جایگاه ویژه و متمایزی در دنیای مدرن پیدا کرده است. کارآفرینی با توجه به ایده های جدید بستر مناسب برای رشد و شکوفایی اقتصادی را فراهم میکنند. بسیاری از ایده هایی که در ظاهر بی اهمیت هستند ممکن است در آینده به پروژه های بزرگ و موفقی تبدیل شوند. در واقع توسعه صنعتی، رشد محلی و افزایش اشتغال همه و همه به توسعه و رشد کارآفرینی وابسته است. در نتیجه کارآفرینی افرادی هستند که بذر توسعه صنعتی را میپراگنند و طعم میوه اشتغال، افزایش درآمد، استانداردهای بهتر برای زندگی و رشد اقتصادی جامعه را به مردم می‌کشانند. کارآفرینان از قدرتمندترین تحول آفرینان در جهان هستند. از ایلان ماسک که قصد دارد جهان را به مریخ بفرستد تا بیل گیتس و استیو جابز که کامپیوترها را به بخش از زندگی هر خانواده وارد کرد. کارآفرینی با دیدگاه‌های متفاوت در دنیا حضور دارد. تعریف کارآفرینی به ندرت در مورد تأثیر عظیم این رهبران فکری بر جهان صحبت می‌کند. کارآفرینان فرصت‌ها و راه‌ها را می‌بینند که افراد معمولی در آن موقعیت فقط مزاحمت‌ها و مشکلات را می‌بینند. درک اینکه یک کارآفرین کیست می‌تواند به دیگران کمک کند تا ارزش کارشان را به جهان معرفی کنند. در مقطع کنونی و شرایط بغرنج بازار کار کارگری و نتایج حاصل از این وضعیت که بیرانه نیست بگوییم بازار کار به خود به تنهایی به علت درگیر شدن زمانی و مالی فرد شاغل و افراد تحت پوشش و عامل حیاتی در زندگی فردی و اجتماعی فرد شاغل دارند، به طوری که نه تنها مسائل مالی و کاری فرد تحت تاثیر مسائل تأثیر این مهم هست، همین در این نقش فرد کارآفرین در بازار کار ایران بیش از پیش مهم و با ارزش است. در بازار کار ایران که در چنبره سیستم سیاسی و نظامی علی خامنه‌ای و عوامل تحت حاکمیت اوست و هر گونه رقابتی با آنها بسیار خطرناک و مشکل آفرین است و تمامی بخش‌های اقتصادی بازار اقتصادی ایران توسط نهادهای حکومتی مانند سپاه پاسداران، نهادهای مسئله، بنیادهای رهبری به مانند بنیاد 15 خرداد آستان قدس رضایی، بارانت‌های نظامی و سیاسی محاصره و تحت کنترل است. نتیجه جز استثمار کارگران توسط این گروه خطرناک به دست نمی‌آید، زیرا تمام قوانین کارگری از قوانین حاکم بر روابط کار و کارگری و حداقل سطح حقوق کارگری و سیستم نظارت بر روابط کارگر و کارفرما و اتحادیه کارگری تحت سیطره مافیای کارگری علی خامنه‌ای به عنوان سرمنشأ قدرت نهادهای ذکر شده است. به علت اینکه عمده بازار ایران مستقیم و غیر مستقیم به نهادهای قدرت‌های سیاسی ایران متصل است و ایران فاقد قوه قضاییه مستقل است، بنابراین سرکوب نادیده گرفتن خواستهای به حق و حداقل کارگران در ایران تقریبا هر روز اتفاق می‌افتد.
هر گونه احقاق حقوق کارگری با قوه قهریه و زور اصله و گاهن تشکیل دادگاه ساختمی با اتهامات جعلی مانند معاند و غیره به صورت سرکوب می شود. بخشی از مشکلات کافنی در ایران عبارتند از: یک، عوامل اقتصادی و بازار. مهمترین چیزی که به شدت بر کافرانی تصمیم می‌گذارد عوامل اقتصادی است. این عوامل خود شامل مواردی است که در ادامه برایتان توضیح می‌دهم. داشتن مجموعه خوبی از عوامل اقتصادی نه تنها به کاهش هزینه‌های محصول کمک می‌کند، بلکه به افزایش سود نیز می‌انجامد. همچنین در صورت کمبود منابع اقتصادی یا بازار کم، کالا و خدمات احتمال خطرات افزایش می‌یابد. عوامل اقتصادی شامل موارد زیر است. اندازه بازار باید در نظر داشته باشید که فعالیت ما در چه بازاری انجام می‌شود و این بازار تا چه اندازه به خدمات ما نیاز دارد. با در نظر گرفتن جمعیت 400 میلیونی ایران و کشورهای پیرامون ایران، کارآفرینی در ایران ما دارای پتانسیل خوبی برای بازارهای منطقی و ملی است. ولی که شوربختانه با توجه به سیاست‌های مداخله جورانه منطقی علی خامنه‌ای در منطقه، چهره منفی از ایران و کالای ایرانی در کشورهای همسایه ایجاد شد و همچنین نقش منفی بسیار پررنگی که تحریم‌های بین‌المللی و ایجاد هزینه‌های بسیار زیادی برای دور زدن این تحریم‌ها و منابع صادراتی اونجی که با هم باعث از بین رفتن سرمایه مالی و یا کالاهای ایرانی و به علت عدم دسترسی به سیستم‌های امن بانکی و سیستم‌های سوئیس باعث ورشکستگی بسیاری از کارآفرینان و صادرات کنندگان ایرانی شده است. در بازار داخلی در عمل و تحت تاثیر تحریم‌های خارجی و رقابت نابرابر با منافیه حکومتی امکان رقابت سالم کمتر رخ می‌دهد. منابع مالی باید دریابیم که ما تا چه میزان و از چه طریقی می‌توانیم منابع مالی مورد نیاز ما را برطرف کنیم. این منابع می‌تواند در صورت وام یا سرمایه‌گذاری خارجی یا هر مدل دیگری باشد. سیستم بانکی ایران که هر روز اخبار فاجعه‌باری از اختلاس از آن به اون گوش میرسد، دسترسی به وام‌های اقتصادی با هزینه‌های مناسب که برای نیازهای کارآفرینی باشد کمتر در دسترس است و روال اخذ وام‌های بانکی مناسب به قدری طولانی و فرسا است که گاهن زمان لازم برای اخذ مجوز سالانه پرداخت وام بیشتر از عمر ایده مورد نظر کارآفرین است و گویی حکایت تلخ نوشدارو پس از مرگ سهراب است. در صورتی که سیستم بانکداری ایران تنها با در نظر گرفتن نرخ سود و کمیسیون غیر قانونی اخذ وام مناسب سیستم دلالی است، زیرا هیچ کسب و کار نوپا و یا صنعتی با این نرخ سود بانکی و هزینه‌های سرسام‌آور اخذ وام در صنعت و اقتصاد ایران باز پرداخت نیست. شوربختانه همچنین به علت تحریم‌های بین‌المللی هر گونه دسترسی به وام‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تقریبا غیر ممکن است. علاوه بر این وجود سیستم های چند نرخی برای گروه های منتفع حکومت علی خامنه‌ای رانت گسترده و رقابت مالی برای دیگران را از بین برده است. سیستم مالیاتی مقرره مالیاتی که از طرف دولت و از اینجا می تواند تا میزان زیادی کنترل بازار را در دست بگیرد، به طوری که کشورهای دارای رژیم های مالیاتی محدود کننده باعث خروج کارآفرینان از عرصه می شوند. کارآفرینان معمولا تمایل دارن به بازارهای وارد شوند که دولت کمترین مداخله را در آنها دارد. در ایران به علت وجود سیستم‌های مالیاتی غیر شفاف و مافیات‌های مالیاتی و گمرکی، مافیای علی خامنه‌ای و دور دسته او که توان رقابت مالی را در خیلی از صنایع و بخش‌های اقتصادی از افراد خارج از حلقه قدرت گرفتن. برای روشن شدن گوشه از این مشکلات بحران باید اشاره کنم نقش و سهم مواد اولیه واردی در ایران در کالا و خدمات ایرانی بیش از 60% و گواهی این موضوع عدم رقابتی شدن کالاهای تولید داخل در بازارهای جهانی و در زمان کاهش شدید نرخ ریال است. قابل ذکر از سپاه پاسداران و مجموعه خادم الانبیا که بازوی صنعتی اقتصادی سپاه هستند و دارای بنادر و فرودگاه‌های مستقل از گمرکات و دولت است و هیچ گونه پاسخگویی مالیات گمرکی و مالیاتی را به هیچ نهاد و فردی در ایران نمی‌دهند یا نهادهای مذهبی و بنگاه‌های اقتصادی آنها به مانند آستان قدس رضوی تمامی موقوفات و مراکز مذهبی به بهانه‌های واهی و پوچ نه تنها از مالیات و گمرک معافند، حتی از معافیت آب و برق انرژی برخوردار و انرژی در آنها رایگان است. این تنها گوشه‌ای بسیار کوچک از رانت مالیاتی گمرکی این جماعت منظور علی خامنه‌ای است. عوامل شخصی
نیست، تاثیر زیادی بر کارآفرینان میگذارد، زیرا نشان میدهد که چقدر روحیه کارآفرینان به خصوصیاتی مانند بلوغ، کارایی، کیفیت رهبری، توانایی ریس و اعتماد به نفس در بین دیگران نیاز دارد. اگر کارآفرین این خصوصیات را حفظ کند، به احتمال بسیار زیادی بر کسب و کارش تاثیر مثبت میگذارد. متاسفانه در زمان عقد قراردادهای اقتصادی کارآفرینان با دولت در ایران عوامل شخصی و خصوصی افراد مانند دین، گرایش‌های سیاسی و فکری گاهن نیست نقش تعیین کننده ای دارد. قوانین ناشناخت نانوشته و اوپاک که مشخص نیست با چه متر و معیاری نوشته و توسط چه کسانی کنترل و اجرا می‌شود و در مناقصه های دولت همیشه شاهد تاثیر این مسائل شخصی فردی هستیم. رقیبان قطعا مشاغل در جامعه روش میکنن که رفاهیت سالم به وجود دارن، زیرا پیشرفت کلی کمک میکنه توسعه کارآفرینان به علت رقابت ناسالم در نوارد خاص مسئول بشه. کارآفرینی با توجه به روح حاکم آن و طیف حساس نسبت به رقابت ناسالم هستن، زیرا از یک طرف دارای ایده های ناب و جسورانه هستن و از طرف دیگر عمدتا به علت نوپایی از توان مالی بسیار کمی برخوردارن. بنابراین در بازارهای داره ایده های انحصاری ایران که فضای رقابت ناسالم و برابر با استفاده از قوانین بسیار و نیاز به انواع مجوزهای بیماره محدود و محدود در می شود، رقیبانی با اتصال به نهادهای قدرت در رانت‌های اطلاعاتی و امکان عقص قراردادهای کلان اقتصادی بدون طی مراحل قانونی و شفافیت های لازم که کار رقابت برای کارآفرینان نوپا را محال می کند بسیار مشاهده می شود. آنها با ایجاد شرکت های سودی کاغذی نقش دلالی را برای کارآفرینان و قراردادهای کلان ایفا می‌کنند و تقریبا بخش عمده‌ای از سود قراردادهای تجاری به این دلال‌های سیاسی تعلق می‌گیرد. بازار نیروی کار، نیروی کار ماهر فنی یکی دیگر از عوامل مهم محیطی است که در کارآفرینان مؤثر است. شرایط دستاورد کارآفرینان به دسترسی نیروی کار دانشی و به قیمت‌های معقول وابسته است. در بسیاری از کشورها حمایت از نیروی کار به عهده اتحادیه کارگری سپرده می‌شود. آنها نیروهای دانشی را از کار با قیمت پایین جدا منع می‌کنند. البته اگر حمایت‌های اتحادیه کارگری تنها منافع کارگران را بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های قیمت تمام شده کالا و مقایسه با قیمت‌های جهانی باشد، این نوع حمایت نه تنها مفید نیست بلکه باعث انتقال صنایع و تولیدات به کشورهای دیگر می‌شود، چیزی که به وضوح در کشورهای غربی و انتقال خطوط تولیدات کارخانجات به کشورهای آسیایی و در نتیجه موج بیکاری در کشورهای غربی شده است. افزایش ناگهانی از کارگران افزایش از این تولید را به دنبال دارد و نهایتا بر کارآفرینان اثر منفی می‌گذارد. عدم وجود اتحادیه کاری و بیکاری و هزینه زندگی بالای نیروی انسانی متخصص و همچنین نبود فاجعه‌بار آزادی‌های پایه‌ای فردی و غیره عامل و محرک دهشتناک میل به مهاجرت نیروهای متخصص به خارج و یا بی‌انگیزگی شدن این سرمایه‌های گرانبهای انسانی ایران را در پی داشت، عاملی که باعث خالی‌تر شدن دست کارآفرینان از نیروهای علمی و دانشی است، نیروهایی که برخلاف عوامل ذکر شده قبلی جایگزین ندارند و وقتی که مهاجرت کرد و یا بی‌انگیزه شد بسیار به ندرت قابل جذب دوباره است. مهاجرت نخبگان به خارج که در دولت دست نشانده علی خامنه‌ای با ریاست ابراهیم رئیسی شش کلاس سواد شوربختانه همیشه با بی‌توجهی و بی‌تفاوتی مواجه شده. مواد خام هم مانند نیروی کار بر کارآفرینی بسیار موثر است. در برخی از کشورها از این مواد خام با قیمت‌های معقولی در دسترس قرار می‌گیرند، اما در برخی کشورهای دیگر واسطه‌ای وجود دارد که کنترل این بخش را به دست آورند. آنها مواد اولیه را با قیمت بسیار بالا می‌فروشند که باعث ضرر کردن کارآفرینان می شود. شوربختانه آن بخش از مواد خام یا انرژی مورد نیاز تولیدات داخل همیشه با قیمت و زمان تحویل متفاوت در اختیار تولیدکننده داخلی به خصوص خصوصی و یا حکومتی قرار می دهد. همچنین کالا و خدمات خارجی با توجه به سیستم چند نرخی ارزانات گمرکی هیچگاه به صورت عادلانه و برابر در اختیار همگان نیست. مواد خام و انرژی همیشه از عوامل اصلی و بنیادی تولید از راپور داده است. وجود قیمت‌های کاملا متفاوت مواد اولی و انرژی توانی برای کارآفرینان و ایده های او، هرچند ایده های بکر و ویژه در بازار داخلی نمود. گویی به جز علی خامنه ای و یارانش کسی یا گروهی نباید توان رقابت تولیدی و اقتصادی داشته باشد. زیرساخت
خدمات حمل و نقل و بر و غیره جزء خدمات پایه‌ای است از زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه هر نوع تجارت تلقی می‌شود. کشورهایی که زیرساخت‌های خوبی داشته باشند قطعا شاهد رشد خوب کارآفرینی در کشورشان خواهند بود. زیرساخت‌های فرسوده ناوگان هوایی ایران، عدم وجود جاده‌های استاندارد، عدم سرمایه‌گذاری در ساخت برادر مورد نیاز به روز کشور، عدم احساس نیروگاه‌های برقی مناسب در کشور که شاهد قطعی برق گسترده میشه و غیره، به عبارتی برای رقابت در بازار جهانی و یا حداقل قابلیت رقابت با کالا و خدمات خارجی در داخل ایران با توجه به نیازهای روز دنیای تجارت و صنعت، شرایط زیرساخت ایران به طور کامل مناسب نیست. پروازه است در جمهوری اسلامی تحت حکومت علی خامنه‌ای شوربختانه تنها به فروش نفت خام پرداخته و با هزینه کرد اندکی از منابع حاصل برای کشور و آن هم در پروژه‌هایی که سود احداث و اجرای آن به سپاه پاسداران و نهادهای قدرت علی خامنه‌ای پرداخته است. روی عمده این پروژه برای سریعی و اشتغال نهادهای قدرت علی خامنه‌ای بوده است. تمام عوامل ذکر شده تنها بخشی از مشکلات کارآفرینی در ایران است. مشکلاتی که هر کدام از آنها اهمیت کارآفرینی را در کرده عامل سقوط و آبروریزی دولت‌های حاکم بر آن است. در دنیای امروزی که بعضی از کشورهای پیشرو با فراهم کردن شرایط مناسب و حمایت کافی از کارآفرینان خود شاهد حضور کارآفرینانی هستند که درآمد سالیانه هر کدام از آنها بیشتر از مجموع درآمد فروش نفت و گاز ایران است. به امید روزی که در ایران حکومتی در قدرت باشد که قدر مردم ایران به خصوص سرمایه های مردمی و انسانی ایران را بدانند و صرف نظر از فاصله فکری و سیاسی افراد از حرم قدرت افراد دسترسی برابری به منابع و امکانات کشور داشته باشند. متشکرم. خیلی ممنون از شما جناب آقای احمدی خواه عزیز. من یک سوال هم دارم، اول ثبت میکنم اینم دوستان اگر سوال یا نقطه نظری مشارکتی هست بفرمایید، من مایک رو براشون آزاد کنم و بعد در آخر سوال خودم رو میپرسم در این رابطه. جناب آقای رایی عزیز، مایک در اختیار شماست. بله خیلی ممنون. من چند تا نکته به نظرم میرسه برای اینکه در گفتگو شرکت کنم مطرح میکنم. یکی اینه که اصلا خود این اقتصاد اقتصادیه که مصرفیه و بنابراین وزن واردات خیلی زیاده و مافیاهای نظامی مالی که بیش از 70% اقتصاد رو در دست دارن منفعت دارن که وارد کنن. حتی اگه یادتون باشه زمان احمدی نژاد موقع که کارخونه هایی داشتن ورشکسته می شدن یا زمین کارخونه رو می فروختن برای اینکه فروختن اون زمین بیشتر صرف داشت تا ادامه تولید اون کارخونه، گفت حالا اگر تولید نمیتونید که وارد کنید، یعنی وارد کردن رو همون محصول رو از خارج یه راه حل در نظر گرفته بود. بنابراین یه قسمت همینه. یه قسمت دیگه اینه که همینطوری که الان گفتم 70% اقتصاد ما دست این مافیاست، یعنی به جای اینکه بخش خصوصی گسترش پیدا کنه بخش خصولتی گسترش پیدا کرده و اینا هم اون امکاناتی هم که وجود داره برای خود برمی‌دارن و به عنوان مثال مافیاهای آب رو درست کردن، سدهای مختلفی که زده شده. من اگر درست یادم باشه زمان شاه ما 32 تا سد بیشتر تو ایران نداشتیم، همون موقع ترکیه بیش از 200 تا سد داشت. الان تعداد سدهای ایران اینقدر زیاد شده و توجه داشته باشید در کشور گرم ایران 70% آبهای روباز بخار میشه. بنابراین راه حل سدها نه تنها جلوی انتشار آب رو برای بعضی از مناطق گرفته و برای بعضی از مناطق اولویت ایجاد کرده، بلکه اصلا خود همین آب صدا هم بخار میشه خیلی میزان زیادیش. بنابراین راه حل هایی که مطالعه نشده است و رابطه تنگاتنگ صنعت و کشاورزی با دانشگاه ایجاد نشده، کار دانشگاه تحقیق و پیدا کردن راه حل ها برای هم صنعت هم کشاورزی هست ولی این اجرایی نیست. نکته بعدی این هستش که اینقدر میزان کارمند و کارگر در بعضی از بخش ها زیاد هست که کار مفید اینا خیلی پایینه. یعنی شما آمدین و در واقع سیاه لشکر در واقع درست کردین به عنوان کارمند و کارگر، جایی که ارزش تولیدی بالا ندارن یا
در جایی که سرویس داده میشه و یا خدمات اداری داده میشه تعداد بالاست. اینا همه نشان میده که ما با یه اقتصاد خراب در همه زمینه ها روبرو هستیم. کارآفرین رو همونطوری که آقای احمدی توضیح دادن، آقای احمدی خواه توضیح دادن، یه کار تخصصیه، هر کسی نمیتونه کار ایجاد بکنه و این در واقع ارتباط میخواد با علوم پیشرفته رو پیدا کردن راه‌حل‌هایی که کشورهای دیگه دارن. و به عنوان مثال الان آبیار قطره‌ای رو در ایران گسترش دادن، اما این قسمت آب، قسمتی که کشاورزی ما با در واقع آبیاری های حالا یه قسمتش هم قطره‌ای میکنه، نیاز اصلی کشاورزی ما رو برآورده نکرده و کشاورزی دیمی همچنان بسیار گسترده هستش، اونم در کشوری که آب زیاد نداره. جای ما ذخیره آب نداریم جز فسا به عنوان نمونه که توانسته این سیستم ذخیره آب رو ایجاد بکنه، شهر فسا در نزدیک شیراز. برای جای ایران این سیستم وجود نداره. خب آب موقعی که وجود داره کشاورزی مشکل پیدا میکنه، صنعت موقعی که تطبیق نداره با نیازهای اجتماعی و تطبیق نداره با نیاز علم روز، مشکل به بروز نشده مشکل ایجاد میکنه. پتروشیمی که مثلا گسترش پیدا کرده، پتروشیمی نیستش که بتوان گسترشش داد به هم صادر کرد، چون به درد همون حد اکثر اینه که خود ایران میخوره. بله خیلی ممنون، مرسی. ممنون از نقطه نظرات شما جناب رای عزیز و کاملا من همسو هستم با شما و اینکه مسئله بسیار تخصصی است کاملا این واضح هستش که میطلبه که افراد متخصص تو این زمینه بیان و چاره اندیشی بکنن. اما برمیگردم به آقای احمدی خواه عزیز. جناب آقای احمدی خواه عزیز، شما تقریبا 6-7 ماه پیش یک سخنرانی داشتین با موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان و به نوعی در اونجا هم به تحریم، نبود امنیت شغلی، نبود امنیت در واقع مالی ذهنی و این اقتصاد ورشکسته و وام هایی که به راحتی نمیشه گرفت و اقتصاد ورشکسته ای که وجود داره، در اونجا هم به صراحت بهش اشاره کردیم. میخواستم بدونم که آیا مناسبتی داره، یعنی این مشکلاتی که کارآفرین ها الان شما بهش اشاره کردین به نوعی مرتبط هست مثلا با مشکلات شرکت های دانش بنیان و این مسائل بینشون مشترکه، یا اینکه من مثلا من به عنوان یک فرد کارآفرین یک مثلا بخوام یک کارآفرینی رو انجام بدم، یه پروژه ایده ای رو در ذهن دارم و تیم خودم رو هم دارم، آیا باز هم مثلا به نوعی نمیشه که از این راندخاری و پارتی بازی اینا استفاده نکنم و به نوعی دولت حمایت بکنه، یا نه اینم همون بحث داستان سپاه و تیم آقای خامنه‌ای که شما مستقیما بهش اشاره کردیم و کاملا هم درسته، اونجا هم باز مافیا بازی هستش یا فرق میکنه این دوتا مسئله با هم، یعنی مشکلات کارآفرینی با مشکلات شرکت های دانش بنیان؟ ببینید شرکت دانش بنیان تقریبا مؤسساش کارآفرین هستی، شرکت دانش بنیان اینه تقریبا صاحبش کارآفرین هست، چون کارآفرینی طبق تعریفی که کردم یعنی کسی که جسوره میتونه یه ایده ببره جلو، عمدتا هم کسی که جسوره میره استارتاپ میزنه، ولی که خب این منافاتی نداره با اون حرفایی که زدم، یعنی همه جا سپاه وجود داره، یا نمیدونم فعالیت اقتصادی کردی یا نه. اگر شرکتی موفق نشه که خب نشده مشکل خودش، ولی اگه شرکتی موفق بشه قاعدتا دوستان سپاهی با عناوین مختلف به شما نزدیک میشن. من دوستایی داشتم اینجوری که بگم به تجربه مستقیم و غیر مستقیم داشتم، یا به شما پیشنهاد شراکت میدن، یا اونجا هم اشاره کردم، یا میگن آقا بیا ما وزارت پروژه میگیم یه درصدی بدی، مثلا شما چه میدونم پروژه میگیریم 1 میلیارد، تو قرار 100 تومن گیرید یا تو 100 تومن تو برو کنار، ما بعد از اون میام چک میاریم، شما مهر بکن 100 میلیون پول نقد باید بدیم، شما کاری نداشته ما چک کجا میگیم. یا اینکه اگر واقعا دیگه ایده خیلی بیک و خاص باشه به درد مسائل نظامی و امنیتی خودشون میخوان جذبتو میکنن، اگه هم جذب نشدی دفعتو میکنن، یعنی لازم شده تو میکشن، یادتونو برمیرن میکشن.
چیزی که خیلی واجب محرزه، یعنی تو اینا سیستمشون رحم ندارن، یا شما رو جذب میکنن یا میندازن تو هم وان اسید تمامتون میکنن میرن. چیزی نیست که شما مثلا یه ایده خیلی خاص امنیتی یا چیز داشته باشید. قاعدتا اینا که الان اومدن پهباد و موشک و اینا ساختن آدم بی سوادی نبودن، آدمای جسوری بودن، آدمای شاید کارآفرینی یه ایده ای داشتن، اینا دیدن اینمونا پتانسیلش رو، خب اینا رو قاعدتا همه رو تو دانشگاه اینا جذب کردن دیگه. از این سری ایده های خاص بودن. کسی که میتونه مثلا یه موتور گازی بذاره بشه پهباد، آدمی هستش که سواد داره. حالا ما نمیخوایم همه چی رو ببریم، نمیشه که شب روز روزه نمیشه بدیهیاتو تکذیب کرد. بالاخره این افراد باهوشی بودن، با اون سطح تعلیم تونستن چه میدونم یه موتور گازی بکنم پهباد انتحاری، و این قاعدتا سوادشو داشتن. کسی کتاب نمد بکنه، ولی خب جذبت میکنه. حالا ممکنه 10 نفر بودن، 8 نفر، 5 نفر، 2 نفر، حالا علاوه اون میدونی که چند نفرشون قبول کردن، چند نفر بودن. مثلا من خودم غیر مستقیم کسی میشناختم خیلی راحت میتونست هک بکنه، که خیلی هم سندش باحال بود. رفتم بهش گفتم بیا جذب بشو، جذب نشد، ولی خود خیلی تحتیش کردن، گفتن دیگه کسی هک نکن. خیلی راحت میام جذبت میکنم، میگن آقا بیا مثلا این امکاناتو بهت میدیم. درآمد خیلی خوبی به یه جوان 17 18 ساله 16 ساله، یه مدیر کل مخابرات بود، میتونست راحت هک کنه اس ام اس شما رو. جلو خودش هک کرد، اصلا مدیر کل مونده بود، سریع اومدم جذبش کردن نکرد. ولی خب یا شما رو تحت نظر میذارن یا سرکوبتون میکنن، ولی خب عمدتا یه سری رو جذب کردن که به این علوم رسیدن. امکان نداره شما سیستم به دردش میخوره جذب نکنه، یا میخوشن یا جذب میکنن. این نظر منه، حالا واقعیت ها شاید چیز دیگه باشه در حد اطلاعات متشکرم. ممنون جناب آقای احمدی خواهر عزیز. خیر، من چون فعالیت اقتصادی نداشتم، همین برام جالب بود همون مسئله دانش بنیانی که یه بار سخنرانی داشتید و این همین مشکلات کارآفرینم خیلی به هم مرتبطه، و در واقع به نوعی میشه گفتش که من اینجوری برداشت میکنم که بخوام یعنی هر فعالیتی داشته باشم به نوعی میان یه در واقع زهر خودشون رو میریزن. یعنی اینجوری نیستش که من بیام و تلاشمو بکنم اجازه بدم به راحتی وامی بگیرم، مثلا همین چه خبرایی نیست. به قول شما پس این سپاه و تیم مافیایی همه جا نوعی رخنه کردن که اصلا جای فعالیت آزادی باقی نمیمونه. خیلی ممنون از پاسخ شما جناب احمدی خواهی عزیز. دعوت میکنم از ببینم دوستان اگر کسی، بله جناب آقای رایی عزیز مایک با شماست. بله خیلی ممنون. بله این مطلبی که آقای احمدی خواه گفتن فرمودن در واقع در رابطه با این که جستور اصلا یعنی اعتماد به نفس دارن صحیح است، اما اونایی که اعتماد به نفس دارن و آمدن کارآفرینی در ایران بکنن و مافیا میخورن. مثال من یک کارآفرین رو میشناسم که دستگاه چاپ رو خرید و برد ایران، چون میدانست که نیاز وجود داره. برد ایران، کارش که گرفت این یکی از این آخونده اسمش یادم بیاد بهتون میگم، اومد گفتش که 30% باید چیز کنی از این درآمدی که داری بدی. 30% رو هنوز موافقت کردش ادامه پیدا نکرد، همینجوری بردنش بالا. بالاخره به نجرسی چاپونه رو بفروش، عطایش رو به لواش ببخش و دوباره برگرد به خارج کشور. یه قسمت اینه در واقع، این خصولتی ها بازور اسلحه هستن یا وصلن به بیت رهبری داخل گیوم رهبری و زور میگن. یعنی شما یه جایی فکر میکنید دارید یک عملی رو انجام میدید برآینده نیروها مطرح، اما این برآینده رو با زور اصله میاد به هم میزنه. یک قسمت اینه. مطلب دیگه این هستش که شما موقعی میخواد کارآفرینی بکنید، حالا در زمینی اگه موفق کنید، میاد یه مدیری رو یک کنترلری رو میذاره بالا سر شما که اصلا چی چیزام نمیفهمه. من یکی از دوستای من مهندس مکانیکه با در کارخانه رونو کار میکنه، رفت ایران در کارخانه یک آدمی رو گذاشتن بالا سرش، هم کارخانه که کار میکرد که میخواست بهش دستور، هیچ هم نمیفهمید. برگشت به گفت استفاده، بعد ببخشید میگم استفاده، گذاشتنش کنار. بعد کارخانه رونو فشار آورد که نه ما این رو گذاشتیم اونجا برای که این کار بلده، شما کار بلد نیستید اینو بذارید. و چون کارخانه رونو فشار آورد رو دوباره گذاشتنش. این مسئله دومه. مسئله سوم این هستش که موقعی که شما کارآفرین دارین
مشکل نخبه ها، مشکل اونایی که برای خود لیاقت قائل دارن در همه جای دنیا پیش میاد، در ایران هم پیش میاد. شما میتوانید دستور بدید به کسی که دستور میگیره، ولی اگه کسی خودشو نخبه میدونه، متخصص میدونه، نمیتونید به اون متخصصی که دستور بدید. اینا لازمه یه سیستمی باشه حقوقی که همدیگر رو کامل کنن، نقش خودشونو بدونن. اگر هرج و مرج باشه، همین متخصصا با هم درگیر میشن، همین کارآفرینا در درونی شرکت با هم درگیر میشن و لازم میشه که در واقع همون سیستم در واقع از بالا زورگویی و از پایین زورشنوی رو اجرا بذارن، که این سیستم عقیمه و هیچ جا نتیجه نخواهد داد به طور دراز مدت، حتی اگرم جواب بده با مشکلاتی همراه هست. از جمله مشکلات چیه؟ شما با که در یه شرکت تولیدی، الان به عنوان مثال برای شما بگم، از قیمت پایانی محصول در شرکت‌های بزرگ اروپایی 30% 35%ش به کار تعلق میگیره، در ایران 6-7% فقط تعلق میگیره. یعنی شما یه قیمتی رو 100 میفروشین، 7ش به حقوق و دستمزد و اینا رفت پیدا میکنه که جزو پایین‌ترین ها دو دنیاست. حالا توی این سیستمی که این گونه زور هست و این همه اشاف هست، شما چطور میتوانید کار رو بخواید که با اشتیاق انجام بده؟ بنابراین اون کارآفرین هم موقعی که توی کار میاد، الان من تو فرانسه خودم یه موردی رو میدونم، شما توی فرانسه بخواید 9 کیلومتر اتوبان بسازید 3 ماه وقت میگیره. توی 3 ماه چینی ها یک اتوبان کامل رو درست میکنن اصلا. این چرا این گونه است؟ به این علت که موقعی جای زور باشه، روابط مناسب نباشه، یکی از مشکلات روانی که پیش میاره کندی کار پیش میاره. شما که بچه تو خونه راضی نباشه و مرتب دعوا باشه تو خونه، این کند میشه، تو تکالیف خودش کند میشه و همین گور در بنابراین در سیستمی که ناسالمه، شما کارفرما رو هم که به یک کار کسی رو بذارید که خوب تشخیص بده مسائل رو، لازم میشه که با کسایی کار بکنه که همچنین اشتیاق زیادی برای کار ندارن، و اگر هم بخواید این اشتیاق رو جایگزین کنید، مجبورید بین خود این کارگرها، همونطوری گفتم بین پیمانی و استخدامی، رقابت ایجاد بکنه، رقابت ناسالم ایجاد کنه که اینا تو هم دیگه دعوای بین خودشون هم یکی از مشکلات بشه. مرسی، خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما جناب رای گرامی بابت نقطه نظرات و اطلاعاتی که در این رابطه در اختیار ما گذاشتین. من فهم میکنم که از نظر شخصی یکی از دلایلی هم که افرادی که حالا به نوعی کارآفرین هستن، یه ایدهی دارن و به نوعی یه پولی هم دست بالشون هست، ترجیح میدن که از کشور خارج بشن، اون ایده رو، اون کارآفرینی رو بیان تو کشورهای دیگه انجام بدن. همین این باعث فرار به اصطلاح هم نیرو میشه، هم سرمایه میشه، هم افرادی که تفکر دارن و ایده دارن. مثل همین چند وقت اخیر هم یک دوستی دارم من که در واقع دستگاه MS رو، یه دستگاهی رو در واقع هم اختراع کرده، هم کارآفرینی کرده که در رابطه با MS هستش، اما خب متاسفانه بنا به همین دلیلی که شما دو دوست عزیز اشاره کردین، ترجیح میده که از ویزاهای نمایشگاهی استفاده بکنه، بیاد در کشورهای اروپایی. خب الان هم بحث کرونا یه مقداری بهتر شده، راحت ویزا میگیرن، میان اینجا با شرکت‌های خارجی صحبت می‌کنن و ایده رو و اون دستگاه رو به اینا می‌فروشن و این باعث میشه که دل سردی به وجود بیاد. یوی کماکم که دیدیم مثلا یوی طرف دیگه بر نگشت، دیدی اینجا خب تحویل میگیرن، اجازه میدن تیمش رو بیاره و در واقع بتونه اینجا پیشرفت بکنه. خیلی ممنون از شما. و از جناب آقای احمدی خای گرامی، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. من فقط یه کوتاه هست کنم و بسیم ببینیم. من یه با خدا دلایلی رفتیم بازه مهاجرت کانادا، موقعی مجموعه داشتیم 20 نفر خرسوره داشتیم، یعنی مثلا طرف گفت یا مثلا بزرد ویزا بگیرم، سرمایه گذاری بود 500,000، ولی تا فهمید من همچیز پتانسیل رو دارم با 45,000 گفتم بیا بزرد کارتو کنم. یعنی اهمیت کارآفرینی بزرد کشورهای غربی اینقدر است، یا اهمیت نیروی دانشی اینقدر است. من یه دوست داشتم تو شریف، باید بره فوق لیسانس بخونه امریکا، بعد بره سفارت امریکا دیگه، رفت ترکیه که راحت بشه ترکیه بره. و همون دوران به خاطر اینکه از دانشگاه و مسائل علمی زیاد دور نمونه، رفت یه دانشگاه هم ثبت نام کرد،
نه به مجردی که این فهمیدن از چه دانشگاهی اومده و داره میره آمریکا، ترکا تازه سری کامپیوتر و خونه و خیلی امکانات اونجا که تونستم بهش رسیدم، فقط به این امیدی که شاید این به قول خودمون نمنگیر شه خوشش بیاد ترکیه بمونه. او خیلی تعبیر دارنده روزی هم که داشتم میرفتن و داده کلی به کادو دادم، فقط یه ذهنیت مثبتی بونه شاید ترکیه رو امتحان. حالا برعکس خودمون داریم میبینیم تو ایران چجوره، دانشجو شریف رو با چماق میزنن، زندانم خودش میتونه یه دونه دانشگاه بشه. یعنی الان ما زندان اونا زندان امین خالی کنیم، یه هیئت علمی خوب توش در میاد و یه دولت خیلی بهتر، دولت حاکم. متاسفانه اینه که اهمیت نیروی کار که تو ایران نیست. متاسفانه خیلی خیلی ممنون از شما جناب آقای احمدی خواهی گرامی. دقیقا اصلا از دوستان از هشتگی استفاده کرده بودن به نام دانشگاه اوین، چون الان سالهای زیادی هم هستش که دوستان فعال در ایران هستن، کتاب کارشون اهدای کتاب به زندان ها هستش و به قول شما به قول معروف گفتنی اصلا اینا رو بسیاری از این زندان ها رو خالی بکنی خودش یه دانشگاه است. دعوت میکنم از استاد افشارزاده عزیز و گرامی با موضوع بهره برداری در دولت های استبدادی. جناب آقای افشارزاده عزیز اگر با اشاره دست من راهنمایی بکنیم ما که در اختیار شما قرار میگم. با سلام خدمت همه همکاران گرامی، خسته نباشید میگم خدمت سخنرانان عزیز و شما جناب آقای شیر محمدی گرامی. سخنرانی من دو بخش داره، یه بخشش درباره بعدداریه، یه بخشی درباره دولت‌های استبدادی. من در شروع میخوام دولت‌های استبدادی رو قشنگ باز کنم که مشخص بشه چه اهدافی دارن. وقتی بدونیم که چه اهدافی دارن و برای رسیدن به اون چه کارهایی رو میتونن انجام بدن، حالا موقعیت، مقام، ثروت، جنگ، نیاز به نیروی دارن که اون نیرو میشه برده. اون برده میشه اون کسی به هست که تو معدن زغال سنگ کار میکنه، اون کودکیه که لباس نیرو انتظامی تن میکنه، اون کسیه که تن به هر کاری میده و اجازه اعتراض نداره. ببینید تکمیل همه قوا، حالا مجریه و قوه قضاییه در یه جا، چه مسئولش یه نفر باشه، چه مسئولش یه گروه کوچک باشه، چه یه جمعیت خیلی بزرگ، چه موروثی باشه، پدر میمیره پسر میشه، پسر میمیره بچهش میشه دوباره، چه اصلا خودگماشته باشه، اصلا کودتا کردن، و حتی چه منتخب مردم، میتونه اینا یه تعریف درستی باشه که نتیجهش بشه استبداد. ببینید دوربین های دیدبانی، عوامل حکومتی که مکالمات تلفنی ما رو شنود میکنن، خوندن ایمیل ها، پیام های کتبی، کنترل هزینه ها، حالا هزینه ها منظورم بهداشت اجباری، ممنوعیت مثلا چه میدونم مثلا در کشورهای مثل چین نوشابه های گازدار، ببخشید نوشابه های شکردار، قوانین ضد اوباشگری، روش های عدم تحمل و صلاحیت سیاسی، همه اینا یه نشانه های آشکاری از یک حکومت استبدادی. یعنی اینا میدونن که به چه شکلی، به بهترین شکل ممکن چطوری مردم رو مجبور کنن که اون چیزی رو که اونا میخوان انجام بدن و اون چیزی که دریافت میکنن حقوق یا معاش مناسب کار نیست، نه، تبدیل به برده شدن. همین که یک نون میخورن، همین که زندن، الان براشون کافیه. این یک حکومت استبدادیه که در ظاهر در یک هیئت خیر و مثلا مصلحت بیشتری قرار داده میشه، در حالی که خیرخواه و نیکندیش نمایش داده میشه با پلیس مسلح تقویت میشه و بلای جان همه کسانی میشه که به طبقه نخبگان حاکم که الان صاحب اختیاره
دیگه تعلق نداره. این یک نمایش بسیار مسخره که یک حکومت استبدادی رو تعریف کنه. اقدامات نظامی، ما پلیس داریم دیگه، تعریف پلیس چیه؟ حفظ امنیت جامعه، حفظ امنیت مردم. ولی وقتی حکومت استبدادی باشه وظیفه پلیس چجوری تعریف میشه؟ حفظ نظام، حفظ حکومت. و اون کسایی که در این مسیر همراهی میکنن همون برده های مدرن هست. متاسفانه الان ما دو دوره داریم زندگی میکنیم، یعنی از بدشانسی، از بدبختی ما اینجه امروز دنیا به مراتب خطرناکتر از گذشته است. یعنی هر گوشه دنیا رو نگاه میکنیم، این و روسیه اوکراین رو میزنه، از اون و کرونا دوباره شروع میشه، از اون و چین تایوان رو تهدید میکنه، همه اینا به خاطر اینه که بگیم ما هستن، ما میجنگیم، ما میتونیم، ما زور میزنیم. و اینها و این صحبت ها و این رفتار ها یک حکومت استبدادی رو تعریف میکنه. و حکومت استبدادی جدیترین تهدیده نسبت به آزادی ها و شیوه زندگی ما انسان ها. چون هیچ میزانی از زدوبند سیاسی، تجزیه یا ترکیب با خوشخدمتی تحت هیچ جایی تحقیل نمی کنه. چون در حکومت استبدادی به صورت سیستماتیک جوری طراحی میشه که مردم در اون حداقل بمونن. وقتی که در حداقل بمونیم، مثل یک انیمیشنی من دیده بودم، یه چند نفر هستن توی قفس کوچولو، قفس روشنو بر میدارن یه قفس بزرگتر میذارن و اونا خوشحال میشن. اونایی که خوشحال میشن تبدیل به برده شدن، قفس اندازش بزرگتر شده ولی هنوز قفسه. و اون حکومت استبدادیه که اون مردم رو تبدیل میکنه به موجوداتی که دیگه از انسان بودن خودشون زده میشن، خسته میشن، فقط میخوان گوش بدن که بالا سری چی میگه، اینا بگن چشم، دیگه اظهار نظر نمیتونن بکنن، آزادی بیان ندارن، آزادی اندیشه ندارن. و این برداهای مدرنی هستن که در طول سالها اون چند سال هی پدیدار شدن، بزرگتر شدن و کشورهای خیلی بزرگی هستن که دارن از اینا استفاده میکنن و بهره برداری میکنن. ما یه راه خیلی ساده که داریم، مثلا تو با ماشین از یک شهر به شهر دیگه میگیم، همه جای آدم رو ممکنه بررسی کنن، عذر میخوام، حتی پشت آدم ممکنه بررسی کنن، بگم این کار مواد مخدر داشته باشه، مکالمات تلفنی ما رو استراقصن میکنن، اموال مردم رو مصادره میکنن، یا به طور بسیار نامحدود یک فرد رو در زندان یا سلول انفرادی نگه میدارن. و هم نظاهر اینا چرا؟ به خاطر اینکه مردم در تعداد مردم و برده های اینها بسیار زیاد شده. اینا قوانینی هم که اون نظام استبدادی به نیروی نظامی میده، این اجازه رو بهشون میده که برده هایی که حالا خسته شدن و میخوان آزاد بشن رو و غیر مسلم هستن، خیلی مهمه، و اونا شلیک کنه. بعد تازه این شلیک کردن باعث میشه از پیگرد قانونی هم فرار میکنن. اینا متاسفانه قوانین عصر جدید هستن، عصر جدیدی که ما وارد شدیم. حالا اسامی مختلفی بهش میدن، حالا من قشنگترین اسمی که حالا داشتیم، قشنگی از نظر نوع کلمات نه شرایطی به وجود آمده، نئو فدالیسم، که در اون حاکمان دیگه شخصی نیستن، میشن شرکتی دولتی،
و این نظام استبدادی اون برده هایی رو که داره و اون برده هایی که به وجود آورده به واسطه اونا حکومت میکنه. متاسفانه ما وارد دورانی شدیم که در اون ما خودمون بردگانی و حکومت پادشاه. متاسفانه این نظام حکومتی استبدادی مدت هاست که ظهور کرده. ما یه مثال ساده میزنم. ببینید حرکت به سوی یک ریاست جمهوری حالا امپریالیستی سرسختی و ناتوانی زیر مجموعه رو داره. سلطه شرکت‌ها و سازکارهای حکومتی و تقسیم اینکه اون وزارتخونه چی داره ما چی داریم و برای اینکه به اون اهدافشون برسن نیاز به انسان‌هایی دارن که تمام دستورات اونها رو بدون چون و چرا انجام بدن. بدون چون و چرا نیبرز چرا این کارو کنم، اعتراضی هم نداره، حداقل اون دستمزد یا اصلا حالا دستمزد یه بخشی از کارا باید بدونیم تو قسمت بهره‌داری اینه که ایمان اون فرد گرفته میشه، همش قرار نیست تو قسمت مالیش نگاه کنیم، ایمان اون فرد گرفته میشه، اعتقادش به آزادی گرفته میشه، حق انتخابش گرفته میشه و سالهاست که در حال این رفتار این بنیان نهادی نمیشه و به خاطر همینه که در حال حاضر در عصر حاضر در همین الان که ما داریم حرف میزنیم بهره‌داری در جهان وجود داره. بهره‌داری هیچ وقت از بین نرفت، بلکه تو این چند سال ظاهر و شکلش رو عوض کرد، یه شکل خوشگلی به خودش گرفت و این شکل خوشگل همون شرایطیه که به وجود داره. یه گزارش سالیانی یه بنیاد هست به نام واکفری که میاد درباره شیوه های درباره خیلی چیزا تحقیق میکنه و یه تحقیق داره درباره بهره‌داری نوی و تون نوشت که 40 میلیون نفر در جهان برده های معاصر یا مدرنن و به کارهایی رو دارن انجام میدن که بهش تمایلی ندارن ولی مجبوره و بعد بدونیم که تو قسمت جنسیت که نگاه میکنیم 70% دختران و زنان هستن. یعنی در بردهداری مدرن در حکومت های استبدادی سوء استفاده از افراد و به کارگیری اونها با زور و فریب و اجباره و از قربانیان عمدتاً به 3 طریق بهره کشی میشه. رسمتش ببینید 3 طریق بهره کشی میشه و اونا رو تبدیل برده میکنه: 1. قاچاق انسان، 2. کار اجباری، 3. بهره کشی جنسی و ازدواج اجباری. قاچاق انسان، کار اجباری، بهره کشی جنسی و ازدواج اجباری. و این اون قسمتی که از این طریق وارد میشن و قابل و بخش قابل توجهی از این افراد نیست. نگاه میکنید ببینید اصلا در دو قسمت این 3 قسمت قرار میگیرن. یعنی آماری که مؤسسه بنیاد داره اعلام کرده بود میشد از هر 1000 نفر در جهان 5400 نفر قربانی بردهداری مدرنن، اون هم در حکومت های استبدادی. و بعد آمار که نگاه میکنه خب آمار رو اومده مثلا جدا جدا تجزیه تحلیل کرده فلان قاره میبینیم مثلا از هر 1000 نفر در افریقا 760 نفر برده هستن، در آسیا و اقیانوسیه 610 نفر،
در اروپا و آسیای مرکزی 290 و در آمریکا 190. یعنی وقتی که ما شاخص ها رو نگاه میکنیم، ما یه شاخص داریم به نام شاخص سلامت، شاخص آرامش، شاخص شادابی، امید به زندگی. اون شاخصی که نگاه میکنیم، این نمودار دوباره این نمودار دقیقا برعکس میشه، میشه آمریکا، اروپا، بعد آسیا، بعد آفریقا. الان چیه؟ بردهداری مدرنه. این نمودار برعکس شده، آفریقا، آسیا، اروپا، آمریکا. کره شمالی با 104,000 نفر رتبه اولو داره تو دنیا، بعدش ایتره، بعدش بوندی، بعدش افغانستان و ایران. خیلی بده. افغانستان و ایران کشور ما، یعنی کشور پنجم هستن. کشور اروپایی حالا و آمریکای شمالی، این کشورها بیشترین تلاش رو کردن که بردهداری مدرن رو از حکومت‌ها حذف کنن، چون این کشورها دیگه اون حکومت استبدادی که برده‌ها رو، انسان‌ها رو تبدیل به برده معاصر می‌کنه، اون برده معاصر تبدیل به برده مدرن میشه رو دیگه ندارن. و این کشورها بهترین راه مقابله و اینکه نذارن حکومت‌ها یا دستگاه‌های استبداد از برده‌های مدرن استفاده کنن یا از اونا رو اصلا ایجاد کنن، اومدن یه سری سرویس‌های اجتماعی محافظتی در راستای حمایت از کارگران تصویب کردن و بعد تصویب قوانین بسیار سختگیرانه در مورد ازدواج و حمایت از خانواده و بعدش موضوع بعد قاچاق انسان، مقابله با قاچاق انسان. متاسفانه بردهداری مدرن در حکومت‌های استبدادی یک لکه ننگیه که بعد چهره این انسان خردمند قرار گرفته و بچه این وجود داره و نمیشه کارش کرد. یک ننگ تاریخیه. ما 25 مارس رو داریم در تقویم جهانی که یادبود قربانیان بردهداریه. یعنی به خاطر این ننگ بردهداری فقط مربوط به حافظه تاریخی نمیشه، چون یه بازه زمانی بود برده‌های معاصری وجود داشتن که به خاطر فقر این کارو می‌کردن. ولی باید توجه کنیم که حکومت‌های استبدادی انسان‌های معمولی و کارمندها و کارگران رو دارن به خاطر اهداف خودشون و اینکه بمونن دارن تبدیل می‌کنن به برده های مدرن. و موضوع اینه که برده های مدرن بی نهایت خطرناکتر از برای خودشون و برای جامعه خطرناکتر از برده های معاصر هستن. حالا ما یه تعریف، یه نظریه سیاسی هم داریم به نام استبداد خاوری که حالا نمیخوایم وارد اون موضوع هم بشیم، ولی باید بدونیم که اصطلاحی بردهداری در حکومت‌های استبدادی یک تعریف جامعی که میخواد براش بشه، میشه افرادی که به دلیل اون زمان بردهداری معاصر به خاطر فقر بود، حالا بردهداری مدرن یعنی افرادی که در حکومت استبدادی تبدیل به فردی شدن که به دلیل تهدید، خشونت، اجبار، تقلب، سوء استفاده از قدرت دیگه قادر به مقاومت نیستن و ترک وضعیت فعلی رو بکنن. البته نظر شخصی ما البته ممکن اشتباه باشه. ما وقتی کشور خودمون رو نگاه میکنیم، وقتی شبکه‌های اجتماعی رو میبینیم، میبینیم هنوز هم هستند کسایی که در ایران، من شخصا موافق خشونت نیستم،
ولی ما هنوز کسایی رو داریم که چشمشون رو دارن میبندن رو کارهایی که نیروی انتظامی داره انجام میده. نیروی انتظامی دقیقا نمونه یک برده مدرنه که در خدمت حکومت استبدادیه. و غیر از اون مواردی مثل تهدید، خشونت و سوء استفاده، هنوز هم غیر از این موارد حماقت آدم ها به نظر من اضافه بشه. اینکه مثلا در زنجان دیروز ماموران رو میزنن، 100 متر جلوتر یک آقا خانمی دارن رد میشن، متاسفانه مرد افتاده کلتو میاره نزدیک گلوی مرد و تو گلو شلیک میکنه، کاملا فیلمش موجوده. و اینو دیگه نمیتونیم بذاریم این پلیس رو الان تهدید کردن، این پلیس رو خانوادهش رو گروگان گرفتن، نه، یه بخشیش هم به خاطر حماقت خود اون آدمه، به خاطر اون قدرت، اون قدرت مجازی و اون قدرت فیکی که اون حکومت استبدادی به این تصریح کرد که تو الان این اجازه رو داری. ای در واقع اینجور نیست و متاسفانه فکر کنم خیلی دیر بشه زمانی که اونا بخواد به این نتیجه برسن که اونا تبدیل به یک برده مدرن شدن، برده مدرنی که دست به هر کاری ممکنه بزنه. متاسفانه گزارش های موجود نشون میده که هنوز راه بسیار زیادی برای رسیدن به ریشه‌کن شدن این موزل وجود داره، هم نابودی حکومت استبدادی هم نابودی بعد داره. حالا اگرچه بسیاری از این اهداف جهانی سازمان ملل متحد مبارزه با استثمار بوده، مبارزه با ریشه‌کن کردن بوده، آگاهی دادن به مردم بوده، اما بر اساس برآوردهای موجود امکان اون در آینده نزدیک متاسفانه غیر ممکن به نظر میرسه. غیر ممکن نه اینکه هیچ وقت نرسه، ولی رسیدن و اینکه بخواد اون اتفاق بیفته خیلی نیاز به آگاهی بیشتر و شاید نیاز به خشونت یا خونریزی باشه. کار اجباری در 100 تا کشور جرم محسوب نمیشه و این موارد در حکومت‌های استبدادی تعریف شده. چرا؟ انسان عادی تبدیل باید بشه به برده معاصر، برده معاصر تبدیل بشه به برده مدرن، چون با وجود برده مدرن حکومت استبدادی ادامه خواهد داشت. سپاسگزارم از همه شما خوبم. ممنون از شما جناب افشارزاده عزیز با موضوع سخنرانی بسیار عالی و کامل و جامعی که بود. من در ابتدا ذهنم رفت سمت بردهداری نوین و کردم موضوع چیز دیگری است، اما از جنبه های مختلف که شما بررسی کردید دیدم که کاملا بردهداری نوین رو که بررسی کردید، مخصوصا توی من فهم میکنم حتی این بردهداری نوین خاصه کشورهایی که استبدادی هستن نیست. اون بخش از صحبتاتون که شاید افراد یا فردی مجبور بشه، طبق اون گزارش آماری هم که دادین، مجبور بشه که یک کاری که حتی دوست نداره و مجبور هست به اجبار بهش تن بده، به نوعی میشه اسمشو گذاشت همون بردهداری نوین که امروزه در اروپا هم بسیار زیاده و همیشه هم سرش بحث هست و ظاهرا هیچ موقع هم این مسئله به طور کامل پاک نمیشه طبق همون آماری که دادین. ممنون از شما، از دوستان و از بقیه شنونده ها. جناب آقای رایی عزیز، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. بله، خیلی ممنون از سخنرانی خوب آقای افشارزاده. متأسفانه من یه نکته آخر رو روش بحث دارم. ایشون فرمودن یا احتیاج به آگاهی بیشتر هست یا خونریزی بیشتر. شبیه این اظهار نظر ایشون رو هم توی برنامه پرگار این هفته بی بی سی یا آقای جامعه شناسی مطرح کردن که امید و ناامیدی هر دوش میتونه عامل تغییر بشه. من با این فکر موافق نیستم.
مردم میتونن بدترین بلاها سرشون بیاد، بدترین خونریزی ها بشه، اگر فرهنگ حقوق و فرهنگ مقاومت درشون ایجاد نشه، یعنی کار نشه و در واقع خود مردم تغییر نکنن، بدترین خونریزی ها هم تکون نخواهد داد مردم رو. بنابراین اگر ناامیدی پیش آمده، نگاه به خودی هم پیش آمده که من که بیکار نشستم، ما که بیکار نشستیم، هی داریم منتظریم که خوب بشه بدتر میشه، پس اگر تکون نخوریم بعد بدتر هم خواهد شد. این تحول حقوقی موجب خواهد شد که انسان ها تغییر کنن. اما در مورد برداری مدرن آقای افشارزاده بسیار خوب توضیح دادن. بسیاری نکات دیگه هم مطرح هست در این رابطه. یکی این هستش که در حال حاضر در ایران به عنوان مثال این شرکت‌های خصولتی وابسته به بودجه عمومی هستند، یعنی همچین تعهدی برای اینکه نتیجه اقتصادی بالایی داشته باشن ندارن. میدونن که وابستن از نظر در سیاسی و از نظر مالی هم وابستن به بودجه عمومی، در صورتی که شرکت خصوصی لازمه نتیجه بده. حالا این قسمتش، و در این حال اگر شرکت خوبی باشه لازم میشه که به کارگر خودش، به کارفرمای خودش برسه، یعنی اون درآمدش لازمه با هزینه تطبیق داشته باشه که نداره در ایران. هزینه بسیار بزرگتر از درآمد هستش. بنابراین نکته که در مورد این برده پذیری ماها وجود داره، یک نکته دیگه رو پیش میاره. جامعه استبدادی و در جامعه‌ای که مردم میپذیرن رابطه های قوا رو، در واقع میان زندگی حقوقی رو با همزیستی مسالمت آمیز جایگزین میکنن. طرف میگه من توی این ساختمون هستم و در واقع توی خونه زندگی، اینجا زندگی کنم، دعواها رو هم حالا یکی زور میگه من یه جوری براخره باید کوتاه بیام دیگه. توجه نمیکنه به اینکه همزیستی مسالمت اگر حقوقی نباشه لاجرم غیر حقوقیه. بنابراین این فکری که در بعضی از دهرها یه قسمت بزرگی از جامعه خاموش وجود داره که همزیستی لازمه، بعضیا سرسازش ندارن، لازمه سرسازش وجود، غلطه. توجه نمی‌کنن. این سازش مثل این میمونه که رو شاخه درختی بشینیم، این شاخه درخت داره بریده میشه، ما همچنان با خیال راحت نشستیم رو شاخه درخت. همین اتفاق تو این 40 سال اخیر افتاده دیگه. و در واقع پذیرش زندگی نکبتبار متاسفانه یکی از مشکلات هست. بقیه قاعده ای رو اینجا لازم توجه کنیم. همواره کارپذیر احتیاج بیشتری به سلطه‌گر داره تا سلطه‌گر به کارپذیر. سلطه‌گر همیشه، حتی اگر هم امکانش رو فراهم بکنه آزاد بشه، این سلطه‌پذیر هست که احتیاج داره وابسته باقی بمانه، تو این رابطه زیر سلطه باقی بمانه. شما نگاه کنید این رژیم ولایت فقیه رو، این تمام محور سیاست داخلی و خارجی خودش کرده امریکا، به اون ارباب امریکا احتیاج داره و مرتب توی رابطه میمانه. هرچی هم امکان فراهم بشه که بتوانه یک مقدار از این شدت این رابطه بکاهه، نمیکاهه. فقط به فکر میفته که امتیاز بگیره، فشار بیاره که امتیاز بتونه بگیره، و اون هم ارباب چون میدونیم فشار آورده برای ارباب امتیاز بهش نمیده. مثل همین قرارداد 25 ساله با چین، باور میکنه امریکا که این میتونه با چین قرارداد ببنده، میدونه که میخواد تو این بازی های سیاسی یا تو همین برجام اینا امتیاز بگیره. بنابراین به معنی که امریکا میاد تشر بزنه، اون 25 ساله هم خواهد خوابید، کما که خوابید موقعی که دو سوم استخراج نفت رو به چینیا دادن، یک سوم به ایرانی. آقای اوباما یه تشر زد، چینیا هم برداشتن رفتن. بنابراین این در واقع پذیرش نوکری یکی از مشکلات هست. و حالا یک مشکل دیگه هم وجود داره. مردم میترسن که اگر قواعدی که وجود داره این رژیم میذاره در واقع رعایت نکنن، آنارشیسم ایجاد میشه، هرج و مرج ایجاد میشه. فکر میکنن که نظم رو یک حاکمیت، در صورتی که خود این رژیم هرج و مرج رو ایجاد کرده، قدرت خودش هرج و مرج ایجاد میکنه. برای برداشتن هرج و مرج راجم از قدرت به طرف حقوق بریم. من زیاد حرف زدم، مرسی. خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما جناب آقای رایی عزیز.
قبل از اینکه من مایک رو به استاد گرامی جناب آقای گلزار بدم، من یه سوالی از شما دارم. اول به صحبت‌های جناب گلزار عزیز گوش بدیم، بعد من در ادامه از شما یه سوال بپرسم. ممنونتون میشم. جناب آقای گلزار عزیز، مایک در اختیار شماست. سلام دارم خدمت همه عزیزان و خوشحالم که نقطه نظراتتون رو شنیدم. از آقای افشارزاده هم تشکر میکنم به خاطر ارائه مقاله شون. بحث درستی رو در خلال صحبتشون کردن و اون که کسانی که در حقیقت جای کار میکنن و اونجا میبینن که استثمار میشن، باید به اونها اطلاع داده بشه یا اونها کسب اطلاع کن. ببینید، هر کسی دلش میخواد که کسی بهش زور نگه، نه کلن این حرف آدم میزنه، ولی موقعی آدم بهش عمل میکنه که به اون وجدان پیدا کنه، بگه من زیر بار حرف زور نمیروم، من نمیذارم حقم ضایع بشه. خیلی آدم ها هستن میرن، مثلا نه که دوستانی که از ایران میان میرن توی رستوران برای یکی کار میکنن، این روزانه حقش میخوره، هر روز هرس میخوره، میره خونه و هیچی نمیگه. حالا اعتراض کردن یه مدلشه، یکیش هم هست که بره یه جا دیگه کار پیدا کنه، پیش آدم زورگو وای نسه. من بارها به کسانی که اومدن پیش من درد و دل کردن میگم خب گفتی به خود اون شخص؟ میگه نه آقا. خب بگم که کارم از دست میدم؟ میگم ببخشی پس اومدی فقط عقده دلت رو خالی کنی و بعد قبول کنی که زور بهت بگه؟ این اگه پیش من اومدی، من دارم بهت میگم برو اول باش حرف بزن، اگر زیر بار نرفت کارتو عوض کن. حق توه، حق تو نیست که هر شب که میری خونه هم خسته بری هم اعصابت خورد باشه. چرا؟ چون که به حقوق تو تجاوز شده، تو هر روز داری هرس میخوری. خب این رو هر کسی باید خودش شروع کنه، نه زور بگه نه زور بپذیر. حالا فردا این دوستانی بودن قدیم، اینا چپ بودن، مدافع حقوق کارگر بودن، خیلی هم ادعا داشتن، بعد گذشت و تحصیلاتشون تموم شد رفتن رستوران باز کردن. تو رستوران ها شروع کردن به کارگراشون زور گفتن، تا مسئله سرمایه و درآمد اومد یادشون رفت طبقه کارگر، چون اعتقاد نداشتن به این حرف. اگر اعتقاد داشتن که باید رعایت حقوق طبقه کارگر رو بکنن، نمی رفتن زور بگن اذیت کنن. حالا ما هم خودمون که همیشه به این شکل نخواهیم مون که در شرایطی که هستیم، انسان تغییر شرایط میده، در اون تغییر شرایط یاد روزهایی بیفته که زور میگفتن به آدم و دیگه من حاضر نیستم به دیگری زور بگم و در حقیقت به حقوقش تجاوز کنم. اما در کشورهایی که دموکراسی میخواد اونجا حاکم بشه، کسانی و احزابی، گروههایی، سندیکایی، نهادهایی درست میشن که اینا مدافع حقوق کارگر هستن، یادش میدن که اگه تو رفتی جلوی کوره آهن کار کردی، نمیتونی روزی مثلا بیشتر از 4 ساعت کار کنی، اگه بیشتر گفتن کار کنی سرطان میگیری. آموزش بهش میدن در زمینهای مختلف، اطلاع رسانی رو وظیفه اونهاست که داده بشه که کسانی که این اطلاعات رو پیدا میکنن بعد نتونن کلا سرشون بذارن، سوء استفاده از وجودشون بکنن. من بارها با آقای افشارزاده هم صحبت کردم راجع به وضع ترکیه، وقتی آدم میشنوه بسیار متاثر میشه از این وضعیتی که به وجود آوردن، سوء استفاده شدید میکنن از کسی که در یک موقعیت سختی هست و این خب این نقض حقوق بشر شدید جدی است. خب آدم ناراحت میشه که چرا این وضعیت رو درست کردم، اما از یه طرف دیگه میگه من در یک شرایط استثنایی هستم، باید بپذیرم. حالا تو همون شرایط استثنایی هم آدم ها میتونن بگردن جایی که یک مقدار حداقل اون رعایت حقوق بهتر بشه، آدمای با انصافی باشن. من با یک خانمی در آلمان در ترکیه صحبت میکردم که اون هم اومدن پناهنده هستن یه جا کار میکنن، گفتم این کارفرمایه واقعا زور میگه یا نمیگه؟ گفت واقعتش که نه نمیگه. گفتم چه شکلی شرایط که گفت؟ دیدم نه، شرایط آدم خودش آدمه که اهل عدالت و خوبی است. با این حال در مواردی که سوء استفاده میکنه، مثلا از یه طرف مهربونه، از اون طرف میگه حالا 3 ساعت وایس اضافه کار کن، حقوقم بد نمیدم، خب باید آدم بگه که حق من داره ضایع میشه و داره اجحاف میشه به من. در هر صورت آموزش دادن خیلی مهمه، ولی وجدان با اون آموزش ها پیدا کردن مسئله اساسیه. خیلی ممنون، میکروفون آزاد میکنم. خیلی
خیلی ممنون از شما استاد گلزار عزیز. در واقع سوال منم به نوعی به همین ربط داشت از جناب آقای رایی عزیز و بقیه اساتید، همین بود. میخواستم بگم که در واقع جواب پاسخ سوالم رو گرفتم با صحبت‌های جناب آقای گلزار، اما سوالم این بود که حالا سوالم رو مطرح بکنم. در آلمان خب ما با موج عظیم پناهنده هایی که وارد شدن از سال 2016 و به تبع خود من که من ورودی 2018 هستم و خب این تعداد خیلی رفت بالا، بعد بحث اجازه کار هست، بحث اقامت هست، بحث یه سری خدمات و اینها هستش و الان جناب آقای گلزار فکر کنم شما ساکن آلمان باشین، بحث اجازه کار و بحث یه سری حق و حقوق ها هستش که متاسفانه بسیار از افراد که رد میشن یا دولون میشن یا اجازه کار ازشون گرفته میشه و به سختی با اینا موافقت میشه که اجازه کار بدن، یه شرکت هایی اومدن واسطه، حالا توی این شهر کلن و غرب آلمان بیشتر به لایف فیرما معروف هستن و اینها میان بخشی در واقع نقش یک شرکت واسطه را انجام میدن به دلیل اینکه دیگه خود اون شرکت یا اون کارخونه یا اون مجموعه به صورت مستقیم با طرف با اون طرف قرارداد مستقیم در ارتباط نباشه، این شرکت کار واسطه را داره انجام میده و به کرات دیده شده که خب یه پولیو میگیره، من 3 یورو 4 یورو ظاهرا از این حقوق اون فرد رو دریافت میکنه، یه پولی هم از یه پول خیلی بسیار کمی هم از اون شرکت میگیره، اما بخش استفادهش از همین افرادی هستش که اینجوری میان و با اینا قرارداد میبندن و کار میکنن و به کرات دیده شده که اینجوری از این افراد دارن سوء استفاده میکنن، حقشون رو میخورن یا طرف مجبوره که کارهای بسیار سخت بکنه. به عنوان مثال در همین شرکت های لایف فیرما قسمت آبجو سازیش همین داخل شهر زیگبورگ مثلا هست نمونش که واقعا کارگر رو استثمار میکنن، یعنی هم از اون پول رو میگیرن هم بیشتر ازش کار میکشن شنبه یک شنبه ها بعضن و اون طرف مثلا سخت که بیمار میشه یا مشکلات مفصلی براش پیش میاد به راحتی هم باش موافقه نمیکنه و بسیار راحت هم فرد رو اخراج میکنن، یعنی کندگونگش میکنن بسیار راحت. یا بعضن دیده شده این شرکت ها طرف اینقدر مونده دیگه به اصطلاح قرارداد مادام العمر گرفته، میان شرکتی که واگذار میکنن رئیس جدید که میاد از ناآگاهی افراد سوء استفاده میکنه، میگه اون رئیس قبلی بود که شما باهاش قرارداد مادام العمر داشتید، با من دوباره باید 6 ماه شما به اصطلاح قرارداد امتحانی دوباره بنویسین اگه بخوایم به فارسی ترجمهش بکنیم. من سوالم این بود که این در زمره در واقع استثمار و بردهداری نوین قرار میگیره یا نه؟ من مایک رو جناب آقای من چون نوبت رو ندیدم، جناب آقای رایی مایک با شما و بعد هم جناب آقای گلزار عزیز. بله خیلی ممنون، من دستم رو عمدن آوردم پایین که آقای گلزار ابتدا صحبت بفرمایم بعد من، حالا دیگه به من صحبت. من چند نکته رو میگم، یکی این که این همین مطلبی که شما گفتی شبیه هم کارفرمایی ها در ایران دیگه، اینا واسطن که در واقع زور بیشتر رو توجیه بشه، یعنی این شرکت های واسطه به عنوان مثلا رونو، کارخونه رونو با ایران همین کاری که شما الان فرمودین میکنه، توی سوئیس باید برن قرارداد رو ببندن، بر اساس اون قراردادی که شرکت سوئیس به اینا میده از ایران پا میشه میاد اینجا برای کار رونو یه مدت کار میکنه و بعد برمیگرده ایران. در واقع این هم کلاشهری معروف خودمونه در واقع. اما راحل در مورد راحل ها صحبت میکنه به مشکلات رو هم و پیچیدگی مسائل هم لازمه توجه کنیم. پیشیدگی این گونه مسائل برای اینکه مقاومت کنیم و برای حقوق واسیم این استش که گاهی اوقات راه حل ها جمعیه، فردی نمیتوان راه حل های جمعی رو جایگزین کرد. یک نفر بگه که من این قراردادی که نمیپذیرم، ده ها نفر دیگه میپذیرن همون قراردادی زورگویی رو و در اینجا بنابراین این قاعده دیگه مطرح میشه، آن کسی که وجدان پیدا میکند و اون کسی که میتواند لازم از خودش شروع بکنه، منتظر واسه که همه یه جوری با هم دیگه شروع کنین خب میشه
در واقع منتظر لحظه پیروزی وایسادن، یه چیزی شبیه همینی که الان در ایران پیش اومده. خب مسلم در این لحظه هم اعتماد به نفس‌ها زیاد میشه، ترس ها میریزه و در واقع اون هیجان‌های درونی از جمله ترس ما یا غم ما راحت پیدا میکنه. و الان مثلا چند تا نویسنده مقاله نوشتن در مورد اینکه در ایرانی های شادی الان به وجود اومده تو همین جنبش، به این علت که آینده خودشون رو دارن میبینن، حتی طرحهایی رو که الان امکان پذیر نیست رو دارن میدن، که مثلا اگر ایران آزاد بشه هنرستان هنری ایجاد میشه که من مثلا میتونم موسیقی رو اینجوری یاد بگیرم اینجوری. ببینیم که جامعه‌ای که میخواد راه حل پیدا کنه همواره راه حل راحت نیست که بخوایم هر جوری که میخوایم شخصی عمل بکنیم. یک فکر جمعی لازم داره، یک فکر جمعی حقوقی لازم داره. در ضمن لازمه که تعریف خودمون از حیات رو توجه کنیم. تعریف ما از حیات، اگه قرار باشه ما مرده توی همین حیات ادامه بدیم چه فایده؟ لازم است که مقاومت رو بپذیریم، ریسک زندگی سالم رو بپذیریم و بپذیریم که موقعی که تو حقوق باقی میمانیم تا اون آخرین لحظه حیات مادی و همینطور از اونجایی که در جهان هستی هیچی از بین نمیره و تبدیل میشه، من خوب زندگی کردم. اگر بپذیریم که برای حقوق باقی ماندن خود زندگی هست و بنابراین خارج از شدن حقوق یعنی مرده متحرک باقی ماندن، یک مقداری مسئله حل میشه. ما در واقع منفعت طلبی ها رو لازمه که یک بعد مدار مادی معنوی ایجاد کنیم. مادی مادی بخوایم بفهمونیم، خب میگیم که خطر دیگه، نمیرم جلو تکون نمیخورم و همینطور هی همین اون دینامیک تقریبا سر جاشه. بنابراین مرتب لازم از مدار مادی مادی بیایم بریم تو مدار مادی معنوی. حتی در مورد تعریفهای خودمون لازمه فکر کنیم که نکنه من در اینجا دارم اشتباه میکنم. و بنابراین یک مشکل دیگه ای رو دالائی لاما مطرح میکنه، خیلی مهمه. میگه من رفتم توی افریقای جنوبی با یه معلمی صحبت کردم، این به من میگه به هر حال ما که دیگه افریقای تبار هستیم و لازمه دستورات رو بپذیریم و این وضعیت خودمون رو قبول کنیم. یعنی همون در واقع توجیه، عقل توجیهگر رو ساختن به دنبال اون وضعیتی که داره یکی از مشکلات. دالائی لاما بهش میگه نه، شما چون افریقای تبار هستی در این برای نمیشه که نتوانی، شما الان معلم هستی میتوانی، چجوری میگی من نمیتوانم؟ بس لازمه که این فکر خودت رو عوض کنی. و بنابراین یه تحول فکری در در جایی که حتی فکرشو نمی کنیم که لازمه که در واقع به وجود بیاد، اونم با فرهنگ گفتگو و گسترش فرهنگ گفتگو به وجود میاد. و اینم متاسفانه احتیاج داره به اعتماد. میزان اعتماد در یه جامعه کم باشه آدم ها با هم اعتماد نمی کنن صحبت کنن. مرسی، خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما جهت پاسخگویی. جناب آقای گلزار عزیز، مایک با شماست، بفرمایید. بله آقای شیر محمد، شما موضوعی رو عنوان کردید که خیلی اتفاق میفته، دو طرف داره. یه دیت وقتی میان توی یه شرکتی یا یه کارخانه در غرب میخوان کار کنن، خیال میکنن اینجا کار نباید بکنی، حقوقتو باید بدن، خیلی هم خوب بهت بدن. ببین اشتباه فکریه. هر کارخانه که کار میکنه، یعنی یه چیزی رو تولید میکنه، به میزانی که اون آدم ها اونجا کار میکنن و تولیداتشون رو عرضه میکنن کسب درآمد میکنه، یه بخشش میده به اون کارگر، یه بخشش میده به تأسیسات، یه بخشش میده به انرژی، تقسیم میکنه، درست؟ پس اون نقش پیدا میکنه در تولید. حالا اگر زیر کار در بره، زورش میاد رو کمر بقیه که اونجا دارن کار میکنن که کار نمیکنن، یعنی دارن کار میکنن جوری نمیکشن که زیر کار در بره، همه هم میفهمن، پس میاد که کار بکنه. اما اگر شما در یک شرکتی، شما رو معرفی، یعنی میرید پیش شرکت های کاریابی، اون میگه که بله یه شرکتی هست ساعت 14 یورو یا 13 یا 15 یورو به شما میده، برو اونجا کار کن. میرید به مدت 2 ماه شما رو میبرن توی یه قسمتی که یه نفر رفته یا 2 نفر رفتن مرخصی یا بیمار شدن، میذارن شما رو جای اون. اول اینکه خب سخته دیگه، آدم کاری که بلد نیست باید اول یاد بگیره دستش را بیفته. اما اون شرکت واسطه کارش همینه که با همه شرکت‌ها در تماسه،
در حقیقت یک کالایی رو به عنوان پیدا کردن کار داره میفوشه. به شما میگه میتوانی با ساعت 15 یورو بری فلان جا، اما مثلا 7 یورو هم داره ساعتی گیر من میاد یا 4 یورو داره گیر من میاد، من با این کرایه اینجا رو میدم، امکاناتمو میدم، 5 تا کارمندمو میدم، خرج اینا رو میدم، یه درآمدی هم دارم از این بابت، پس اون رو داره انجام میده. اما شما وقتی رفتید کار کردید، گفتی در یه کارخانه مثلا آبجو سازی این کار سنگینه، باید اعتراض کنه. اونجا باید به شما کفش ایمنی بده، باید به شما لباس بده. خب اگر جزو شرایط کارش اینه که باید لباس، هیچ کس نمیتونه بگه من با مثلا شلوار بیرون خودم میرم کار میکنم با کفش ورزشی، نمیتونه. باید چون کار سنگین میکنید کفش بده که سرش آهن باشه که اگه وزنه افتاد پاتون خراب نشه. اگر کار خیلی سنگینه باید بگید که من با این کار سنگین نمیتونم کار کنم، من راستش تیپی نیستم که مثلا روز 500 تا دونه جعبه اینه من چقدر رو جابجا کنم، نیستم. میتونه بگه. حالا اگر که این اون که گفتید یه رئیسی داره اون کارخونه که رفته کارخونه رو خریده، دو قاعده برای خریدنش هست. یه قاعده این هست که تمام کارگرها اخراجن از روزی که من شروع میکنم، یعنی کارفرمای قبلی یا صاحب قبلی با تمام کارگرای اون کارخونه تسویه حسابشو کرده، بعد کارفرمای بعدی که میاد شروع میکنه قرارداد جدید نوشتن. خب این یه مدلشه که خیلی کم پیش میاد. اکثرا کارگرهایی که اونجا کار میکنن و کارمندها رو با کارخونه طرف میگیره، بعد اون میشینه محاسبه میکنه، مثلا میگه من 30 تا از این کارمندهای دفتری دارم که سنشون خیلی بالاست، 4 سال مونده به بازنشستگی، اینقدر کارگر فلان دارم، اینا رو جزء قیمت اون کارخونه باید محاسبه کنه. چرا؟ چون دارن زود بازنشست میشن، باید آموزش بدم و غیره. اجازه نداره بگه که شما رو میتونم اخراج کنم، این جزء قاعدش نیست، نمیتونه. شما اگر، ولی یه چیزی دیگه هم هست، ببینید تو آلمان یه تفاوت میکنه با ایران. شما اینجا وقتی که یه ایده خیال میکنن، من اگر بعد از 6 ماه یا 1 سال گذشت به من اجازه کار دائم دادن، استخدام شدم دیگه، شدم دائم دیگه، من تا آخر نگرم دارم، نه، هر موقع دلشون خواست میتونن شما رو اخراج کنن. فوقش باید که مثلا میگه شما 6 سال اینجا هستی، نمیتونم 1 ماه اخراجت کنم، 3 ماه باید تو رو اخراج کنم، امروز میگم اخراج، 3 ماه دیگه میری بیرون. فوقش میره جلوی دادگاه میگه منو چرا اخراجم کردی، دادگاه میگه 3 ماه از حقوقش رو بهش بده. چرا دادگاه این رو میگه؟ قبلنها حقوقی که به یک کسی پس میدادن به عنوان به اصطلاح جریمه کاری، اون کسی که کارگر بود یا هر کسی بود تو اون کارخونه کار میکرد یا تو اون شرکت، اون پول رو میذاشت تو جیب خودش، یعنی جزء استفاده جداگونش میشد. الان اداره کار میگه نه، اول شما میرین پول خرج میکنی، بعد من به تو پول مثلا بیکاری رو میدم. مثلا شما که استخدام هستید، مثلا 10 سال تو آلمان دارید کار میکنید، میرید یه جایی که شما رو بیرون کردن، شما همون هفته اول میرید اداره کار میگید من بیکار شدم، مادامی که بیکار هستم به من پول بیکاری بدید. میگن چقدر از اون شرکت گرفتی؟ میگی 3000 تا. میگه برو اول 3000 تا خرج کن بعد بیا پیش من. یعنی یه قاعده میذاره. این قبلا نبود، مثلا 10 سال پیش این قاعده نبود. هر کسی که بیکار میشد یه شکایت میکرد، میرم از کارفرماش یه پولی میگیره، اون پول میشد مال خودش، یعنی یه پسنداز اضافهش میشد. این رو دیگه از بین بردم، یعنی اینم از لحاظ قانونی است. ولی شما حق به خیلی چیزها دارید، تو قرارداتون هم از روز اول نوشته که شما چه کاری در اختیارتون هست. اگر این کاری که بهتون میدن خارج از اون هست، میتونید اعتراض کنید. حالا کارفرما هم شاید بگه نه، من از روز اول به شما گفتم این کار چه شکلی، اگر شما نخواست، شما حالا که میخواید نه، پس بنابراین بفرمایید برید خونه. تا 6 ماه میتونه همون آن شما رو اخراج کنه، بعد از 6 ماه 1 ماه وقت داره به شما بده، از 15 تا 15 یا از اول ماه تا اول ماه، بعد از 1 سال از اول هر ماه تا اول هر ماه، یعنی قبل از پایان هر ماه باید شما به شما کندیگونگ به قول معروف یا اخراجی رو به شما بده، شما حق دارید تا آخر ماه در اونجا کار کنید. متاسفانه خیلی هم هستن خودشون نمیخوان کار کنن، اینقدر اذیت میکنن که بعد که بهشون کندیگن دادن تازه میرن مریض مینویسن، 70% چه باید کارفرما بده تا روز آخر و یه خسارتی هم وارد میکنن. اینا هم هست، یعنی دو طرف قضیه است. اما اگر به شما رفتید دیگه کار سنگین دادن،
حقتونه بگید که نه، چون که برای کارهای سنگین باید وسایلی در اختیار بذارم که اون کار رو بشه به راحتی انجام داد. نمیتونم به شما بگم که مثلا کیسه سیمان بوده 50 کیلو، الان شده کیسه سیمان 25 کیلو. چرا؟ برای که حملش سخته، کیسه ها رو کوچیک کردن. این یه قاعده شده دیگه، برای خیلی کارهای دیگه هم همینطوره. جعبه ها رو کوچیک‌تر کردن، حمل و نقل رو مثلا متناسب کردن با اینکه آدم اذیت نشه. حتی شما مسافرت میرید، قبلا 40 کیلو بود یه دونه چمدون، حالا مثلا میگن فوقش 25 کیلوه. دیگه بیشتر از 25 کیلو کسی نمیپذیره. چرا؟ که اون کارگر که میخواد جابجا کنه طبق تعاریف مثلا چیزی که داره، اون تعرفه ای که داره، باید اینقدر جنسو بیشتر ور نداره، خب فشار به کمرش میاد. اینا دو طرف قضیه است. اما شما وقتی که از همکاراتون هم اطلاعات کافی پیدا بکنید میفهمید که دارن به شما زور میگن. نه، یه چیز دیگه هم حتی لحاظ روحی به شما بگم، اکثرا کسایی که میرن یه جا شروع میکنن کار کردن، خیال میکنن بدترین کار رو دادن به اونا. نه، یه جای خالی شده، رفتن اون کار رو دادن و همه چشمشون به اینه که اون که اون ورداره کار میکنه خیلی کارش راحته، یه کاش بدن بدن. من خودم تو محیط کارم هر که بیاد اعتراض کنه با کمال میل جاشو عوض میکنم و بعد از دو روز طرف برمیگرده میگه نه آقا اشتباه کردم، همون جای اولی خیلی خوب بود، من خیال میکردم اون بر کارش راحت تره. در صورت محیط کار دیگه، مهمترین چیزی که هست، شما که تحصیل کرده هستید از ایران اومدید اینجا و میخواید کار کنید، خود رو ارزان نفروشید. سعی کنید زبانتون رو خوب کنید. من به شما پیشنهاد میکنم اگر مثلا بگم مهندس چی هستید، هر رشته‌ای که خوندید، بگید 6 ماه مجانی حاضرم برم در یه شرکت کار تئوریک چیز بکنم، پراکتیک بکنم که تو آلمان هست، مجانی میام توی شرکتی نقشه کشی مجانی کار میکنم. بعد از 6 ماه یا همون شرکت شما را استخدام میکنه یا شما یه امکانی پیدا میکنه بره توی شرکت بهتر. بعد دو دفعه که عوض کردید میشه به سه آدم متخصص با یه زندگی خوب، نه اینکه آدم بعد از یه اندوخته بزرگی رو تحصیلی کاری چه میدونم تجربه زندگی رو میاره اینجا، همه رو میرزه دور، از صفر شروع میکنه به کار کردن. من یه آقای پیشم کار میکنه، ایشون میگه من 150 فیلم ساختم، کارم اینه، اینه فیلم برداری فلانه، کارگردان هرچی. و من هرچی بهش اصرار میکنم برو زبانتو خوب کن، میگه آقا نمیصفه، زبانه خیلی سخت. حاضره که زجر بکشه 30 سال ولی حاضر نیست 2 سال یا مثلا 1 سال زبانش اونطوری خوب کنه که وارد محیط کار بشه، با اون تجربه که داره درآمد بهتری داشته باشه. میکروفونو آزاد میکنم. خیلی ممنون از شما جناب آقای گلزار بابت توضیحات کاملتون. پس من قبل از اینکه مایک رو بدم خدمت آقای احمدی خواه، اینطور برداشت میشه که ما میتوانیم این مسئله رو جزء در واقع همین بردهداری نوین و استثمار بیاریم، و اما اینطور نیست، چون موضوع چند وجهی هستش، بدین شکل نمیشه که مثلا خیلی راحت بری اونجا و بخوای به این مسئله اعتراض بکنی و همته با صحبتهای شما دو عزیز اینطور براش میشه که بله در این زمره هست، اما باید تمام وجهاش رو در نظر بگیریم و اون بحث حقوقیش رو هم در نظر بگیریم که به صراحت اعلام کردین. و خب چون این پدیده جناب آقای گلزار الان سالهاست که داخل آلمان هست و تمام این مسائلی که شما فرمودین در برخورد با دوستان همیشه پیش اومده، دیدیم و یا شنیدیم بدین صورت همیشه بوده و این همیشه سوال بود که آیا میتونیم این رو بشه بهش اعتراض کرد یا بذاریم توی این بردهداری نوین، که خب جواب بله هست، اما مسئله به این سادگی نیست. جناب آقای احمدی خواهی عزیز بفهم، ماک در اختیار شماست. وقت بخیر مجدد. ببینید بعضی حمایت از کارگر از دید من، چون که خودم کارگر داشتم، کارگرم بودم، خب تو ایران کار کردم، اینجا هم کار کردم، حالا بحث تعریف نیست، هم خب آشنا بشیم با هم. و اینکه تحصیلات دانشگاهی داشتم، موقع با دیپلم کار کردم، با فوق لیسانس کار کردم، همه مدل رو دیدم خودش. فقط تجربه که من کسب کردم، حمایت یه شمشیر دولب است، هم میتونه به نفع کارگر باشه ولی از یه حد به بعدش به فاجعه است. چه اینکه الان همین شرکته که شما میگین تو آلمانه محصل حمایت های بیش از حد و بیمعنیه. یه کارگر میتونه دو ماه قلاب بره، دو ماه بره کرانک بزنه، دو ماه بره فلان بکنه، هیچ بازدهی واسه شرکت نداره. شرکت ها چیکار میکنن؟ برون سپاری
سفارششون به چه صورته؟ یه سری کالاشون رو وارد میکنن، لیستشون میدن پیمانکار، یه سریش هم کارگر رو بیرون میدن، در کل به ضرر نیروی کار. این منافعی که شرکت ها همیشه دنبال حد اکثر کردن منافعشون اصلا بازشون اهمیت نداره. شرکت کمپانی هستی حتی اون شرکت هایی که مدعیان اول بقای خودشون دارن هیچ فرق نمیتونه یا بقای من مهم نیست، من چه میدونم آقای گلستانجو بقای آقای گلستانجو مهم، همه اول خودشون میگن. من مثلا میگم جمهوری اسلامی نباشه، اگه قرار منی نباشم واقعا نمیام بگم آقا من شاید من تلاش کنم در مسیر تغییر جمهوری اسلامی جونو بدم، ولی نمیام میگم خب من خودم بخوشم مثلا 3 سال دیگه جمهوری اسلامی نیست. این اصلا حرف منطقی نیست، آدم عاقل این حرف رو. همه شرکت ها به بقای خودش میگن اول اصلا، در نتیجه این حمایت ها اصلا به نظر خیلی بده، چون که من الان هر جایی کار کردم یا هر جایی دیدم تو آلمان باعث شد نیروها همه برن خارج، مثلا کالاشون تولید کنن خارج. کرونا هم نشون داد خیلی تولیدات خوابید تو آلمان، فقط به خاطر اینکه کالاش چون تو چین یا آسیا شرقی بود ترانسپورت ممنوع شد موند، و به خاطر شرایط قرنطینه خیلی از کالاها موند، خیلی از تولیدات موند. چون که مثلا همین خریدن دستمال توالت و اینا از حول همین بود که گفتن خب اینا متریالش از چین میاد یا حالا کشور دیگه آسیایی میاد، پس نمیاد ما مشکل میخوریم. این تعادل برقرار کردن به نظر خیلی خنده که ما ببینیم تا کجا باید حمایت کنیم، کجا کارفرما رو حمایت کنیم، نشه جمهوری اسلامی، کجا حمایت زیاد نکنیم نشه آلمان، نشه چه میدونم من شما از کنم حالا کشورهای اسکاندیناوی. تو اینا هیچ منطقی برای تولید نیست و در نهایت هم میبینیم خب یک کشوری مثل چین این هم تولیدات هم میره چین میشه بر قدرت، یعنی کلن امنیت ملیشون هم بین میره، حالا مجبورن چین به شودشون آقوال سر اونا بازشون. حالا کم کم به مرور حالا شاید 30 سال دیگه چینی که میاد قوانین رو تعریف میکنه که چجور باید کار کنیم چجور نباید کار کنیم. یعنی تمام تلاش های و یافته ها و چیزهایی که ما به دست آوردیم حالا همه هزینه میشه برای اینکه ما قوانین اشتباهی بشیم و این قوانین یه جا باید بیان متعادلش کنیم. چکر. خیلی ممنون از شما جناب آقای احمدی خواهی عزیز بابت نقطه نظراتتون. فقط یک کوتاه بگم که خیلی کوچیکه بخوام اشاره بکنم، جناب آقای احمدی خواه جناب آقای گلزار هم اشاره کردن به یه بیلدونگی، یه در واقع گذروندن یه دوره‌ای. من تجربه شخصی خودم میگم، من سال سوم آسپرینگ هتل فاخمن هستم، اما هرچی که نگاه میکنم جناب آقای احمدی خواه در واقع به این تیغه دو لبه که شما اشاره میکنید اصلا قابل حس هست. یه جایی حمایت واقعا خوبه، میگیرن آموزش میدن، اما در داخل اون آموزش میبینی که در واقع سوء استفاده هستش و اذیت شدن هستش. این مسئله واقعا به نوعی انگار که یک میطلبه که در واقع در رابطه با این مسئله همین حق کارگر و همین دورهایی که داخل آلمان هم هست واقعا بحث بشه و همین تیغه دو لبه یه جوری باشه که به نفع دو طرف باشه. من خب میگم سخته و طبق گفته آقای رایی عزیز به این راحتی هم این مسئله حقوقی اینجوری نیستش که بگیم و رد بشیم. جناب آقای رایی عزیز مایک با شماست، بفرمایید. بله خیلی ممنون. ببینید در رابطه با این مسئله شرکت‌های واسطه به یه نکته توی اروپا لازمه توجه کنیم، اینه که قرارداد اروپایی وجود داره که شما به جای اینکه یه شرکت داخل مثلا فرانسه رو استخدام کنید یه شرکت یونانی رو استخدام میکنید، ولی اون شرکت یونانی که استخدام کردین آمد در فرانسه کار کرد مجبور به کارگرای خودش به حقوق فرانسوی حقوق بده، اما همین زیر پا گذاشته میشه. یعنی در واقع آمدن این شرکتایی رو درست کردن که قراردادهای کار داخل یک کشور رو دور میزنن. مثال بزنم، برج ایفل رو قرارداد شده دادن به یه شرکت یونانی که مثلا اگر یونان کارگری موقعی که میاد تو فرانسه کار میکنه با حقوق کارگرای فرانسوی کار کنه. حقوق توی یونان مثلا هستش 300 اورو، توی فرانسه هستش مثلا 1300 اورو. شرکت یونانی موقعی که میاد نمیاد کارگرای فرانسوی بگیره، کارگرای یونانی خودش میاره، بعد اومد در فرانسه به کارگر خودش همون حقوق 300 دلار 300 اورو یونان میده. این مشکلی هست که پیش اومده، دور زدن این شرکت‌ها به این صورته. یا مثلا در فرانسه قراردادی مثلا در یه زمینی قرارداد نمیشه موقت، بس میره تو سوئیس اون قرارداد موقت رو باش می‌بنده
که قانون اساسی قانون کار فرانسه رو در واقع دور بزنه. یک مشکل بنابراین اینه که این شرکت ها علاوه بر این که نقش واسطه رو دارن برای اینکه با شرکت های مختلف تماس بگیرن و یه هماهنگی ایجاد کنن، نقش متاسفانه دور زدن دولت ها. در فرانسه بارها و بارها این کامیون دارا مثلا رانندگان کامیون، شرکت کامیون رو میره تو ترکیه میگیره، بعد تو میاد تو فرانسه کار میکنه، با کدوم حقوق کار میکنه؟ با حقوق ترکیه، از ترکیه به طرف فرانسه و برگشت حساب میشه، نه از فرانسه به طرف ترکیه و برگشت به فرانسه، و بنابراین در اینجا سر کارگری که کلا میره. یه نکته این، یه نکته دیگه لازمه توجه کنیم که دولت ها اصلا خودشون خصوصی شدن و شرکت های بزرگ فراملیتی اومدن اینا رو خصوصی کردن و در واقع نیازهای اونها رو دولت ها لازمه برآورده بکنن و بنابراین اونها نفوذ میکنن در انتخابات کشور و مهرهایی که در یک کشورها انتخاب میشن مهرهای اونها در واقع. مثال مثلا در مورد کرونا، وزیر بهداشت فرانسه ما میدونستیم برای این شرکت های وابسته به این شرکت بزرگ فایزر و اینا داره کار میکنه، صدای همه در اومد. شما توجه بکنید این دوای رمدسیویر رو موقعی که آوردن این 5 دلار تموم میشه تو امریکا، تو اروپا به چند هزار دلار اینو خریدن. خب اگر این خصوصی شدن دولت ها نباشه، همچین واقعا فاجعه‌ای یا واقعا همچین بیعقلی رو نمیدیدید شما که بیفایده هم هستش. شما با یک دوای خیلی ساده که جایگزین هست که فایده هم داره اینو گذاشتن کنار و اون دوای به اون گرون قیمتی رو هنوز هم در کشورهای مختلف داره میفروشه و سودهای انگفت میکنه، یه چیزی که اصلا بیفایده هم هستش. از مشکل بزرگ اینه که ما الان همونطوری که آقای افشار پور اشاره کردن، ما الان با یک بردهداری بزرگ زیر قوانین شرکت های بزرگ جهانی مواجه هستیم. حالا در رابطه با خودمون لازمه توجه بکنیم که مثلا ژاپنیا میگن بعد جنگ جهانی دوم رویه ژاپنیا این بود که من اول کشورمو میسازم، بعد شهرمو میسازم، بعد محلمو میسازم، بعد خانوادهمو، بعد خودمم. این رویه که اول خودم مهم هستم، حالا اگر شد به دیگر را برسم، این به درد سازندگی نمیخوره و لازمه در فرهنگ حقوقی توجه کنیم که حالا اون را رویه ژاپنی میتونه اینگونه به اصطلاح تنظیم بشه که نه، ما که حقوقی عمل میکنیم هم خود و هم خانواده و هم شهر و هم روستا رو هم کشور رو میسازم، احتیاجی به همچین در واقع رویه گذشتی نیست، بلکه لازمه فقط حقوقی باقی بمونه و حقوقی عمل کنیم. موقعی حقوقی عمل میکنیم مشکل حل میشه. بنابراین یک قسمتیش برمیگرده به نوع خودخواهی ها و فردگرایی های مبتذل در کشورهای مستبد، یعنی اندیویدوالیسم تبدیل میشه به اندیویدوالیسم مبتذل و این اندیویدوالیسم مبتذل موجب میشه که ما توجه به احتیاجات جمعی کم میکنیم، یا اگر احتیاجات جمعی هم وجود داره همه رو میدازیم گردن دولت. موقعی که توی محیطی هم داریم کار میکنیم خودمون میشیم آتش به اختیار. کارفرما به من 7-8 درصد اون قیمت پایینی رو میدونه بتونم میدوزم، چرا که دارم عادلانه عمل میکنم. همین خودش هرج و مرج ایجاد میکنه و هم با اصلا مثال های دیگر میشه. مرسی، خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما جناب رایی عزیز بابت مشارکت دو استاد ارجمند و استفاده کردیم و بی‌وقفه می‌پردازیم به بحث آزاد با موضوع حق اعتراض و در پرانتز نقش اتحاد کارگران در براندازی. قبل از اینکه من یه پیغام دوستان لطف کنن که در بحث آزاد هم مشارکت حد اکثری داشته باشن و هم لطف کنن که برای لایو لازم استش که حتما دوربین ها روشن باشه، اگر دوستان لطف فرمایند که دوربین ها رو روشن بکنن. آرزم خدمتتون که ما بارها تو جلساتمون حتی به عنوان سخنرانی هم از حق اعتراض صحبت کردیم. در رابطه با حق و حقوق جناب آقای گلزار همیشه راهنمایی کردن و این حق ذاتی و حقی که برای ما در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر هم به صراحت در مفادش هست که
زمانی که ظلم و ستم به جایی میرسه که در واقع اون نوع از حکومت توتالیتر یا اون حکومت استبداد در واقع استبدادش به نوعی میشه که این جامعه میتونه این حق رو برای خودش قائل بشه که هم حق اعتراض بکنه و هم به نوعی این شوریدگی رو در خودش حس بکنه که بیاد در صحنه و از حق خودش، حق ذاتی خودش در قالب حق اعتراض هم دفاع بکنه و بتونه که حتی در مفاد حقوق بشر، حتی در مفادش هم که مطالعه میکنیم عمیق‌تر، ما میبینیم که در جای این حق براندازی رو، حالا نه به این اسم، به عناوین دیگری، این حق رو قائل میشه که در مقابل ظلم بیستیم، بیایم بیرون. خیلی از دوستان همیشه تو این صفحات مجازی من نگاه میکنم، به عنوان مثال میگن حقوق بشر برای ما چه کرده، مدافعان حقوق بشر چه و چه و چه. اصلا حقوق بشر قرار نیست برای ما کاری بکنه، ما باید این رو بفهمیم در وهله اول، بدانیم که چی رو به ما داره آموزش میده و اون رو در راستای عملگرایی پیاده بکنیم. بله 100% توی مفاد حقوق بشر این حق براندازی رو در قالب اسامی دیگری، عناوین دیگری برای افراد معترض قائل شده. خب در رابطه با حق اعتراض که ما زیادم صحبت کردیم، در رابطه باهاش در نوع حکومت قبلی و هم ما شاهدش بودیم که چیزی که شنیده شده اینه که در ابتدای جلسه هم اشاره شد که این نقش اتحادیه‌های کارگری و این اعتراضات جدیدی که پتروشیمی، پالایشگاه و افرادی که در واقع در مراکز نفتی کار میکنن تو نوع حکومت قبلی هم به همین منوال بوده و زمانی که اینها دست به اعتراضات سراسری زدن، این ارگان‌های اساسی و مهم باعث شده که اون کمر اقتصاد فلج بشه و به نوعی این حکومت رو زمینگیر بکنن. اما تو حکومت جدید هم ما داریم تو همین هفته‌های اخیر شاهد این هستیم که فراخوان‌هایی داده شده، تشکل‌های کارگری، و داریم می‌بینیم که هرچند انقلاب نوین، اما در قالب یک انقلاب داره این اتفاق میفته و این حق اعتراضی که کارگرها دارن ازش استفاده میکنن به نوعی ما رو یاد انقلاب قدیم هم میندازه، چه بسا که بازاریان هم اعتصاب کردن. و در این رابطه فکر میکنم آقای شایگان هم یه صحبتی داشت. میرسیم به نقطه نظرات شما. من چون متاسفانه ترتیب افرادی که نوبت گرفتن رو نداشتم، در ابتدا مایک رو میدم به آقای رایی عزیز و میپردازیم به بقیه دوستان. جناب آقای رایی عزیز، مایک در اختیار شماست. بله خیلی ممنون. ببینید موقعی که از جنبه در واقع نقش اتحادیه‌های کارگری صحبت میکنیم، لازمه که توجه کنیم اتحادیه کارگری همینطوری بی‌برنامه یا فقط بر نقش رو دادن به اعتصابات نمیتونن عمل بکنن و نتیجه هم بگیرن. لازمه کمیته های امداد پیشبینی بشه. اگه قرار باشه کارگری بعد از یه مدتی به علت احتیاج به کار، چون حقوقش قطع میشه، دوباره برگرده سر کار، خب یه چیزی رو شروع کردیم و متاسفانه خوبم تمومش نمی کنیم. من یادم میاد در زمان انقلاب 57 بعد خارج کشور آقای شانشی به من گفت، من اون موقع 150,000 تومان، حالا در یه موردشو میگفت، خرج کردم. بازاریا رو میگم، بازاریا اون موقع به میزان زیادی در واقع کمیته امداد بزرگ که چند میلیون نفر رو بتونن خرجشون رو بدن ایجاد کردن. در حال حاضر کارگرا این توان رو، این در واقع این کمیته امداد برای کارگرا تا حالا که من تا اونجا که میدونم هیچ چیزی ایجاد نشده. پس بنابراین نمیشه توقع یک پیروزی با یه اتحاد نیمه بند که پشتوانه نداره رو شروع کرد. موقعی که عمل میکنیم لازمه استراتژیک عمل بکنیم، نه اینکه عملگرا نشیم که خود به خود درست میشه. نه، حالا اون دیگه اون کمک بازاریا نیست. لازمه فکر کنیم که چگونه میتوانیم این رو، حالا بعضی ها پیشنهاد میکنن خارج کشور این صندوق ایجاد بشه، اما حالا تا زمانی که اون ایجاد بشه کارگرها رو توجه داشته باشیم که
دیگه ما در شرایط سال 1357 ایران نیستیم. هم سرمایه‌داری یاد گرفته در واقع اعتراضات کارگری رو کنترل کنه و هم که سندیکای کارگری دیگه اون توان قبلی برای جمع کردن رو ندارن. یعنی حالا بعضی کشورها بیشتر دارن ولی بعضی کشورها دیگه ندارن. حتی کشورهایی مثل ما دیگه این سندیکا سرنگون میشه. با وجود بر این شما میبینید که اینا توان هماهنگ کردن یعنی تشکیل شبکه‌های زیرزمینی رو دارن. پس موقعی که میگیم کارگرا بسیار مهم هستن در یک جنبش برای شکستن کمر اقتصادی دولت، توجه داشته باشیم این دید میتونه بروز نشده هنوز به طور کامل. اون نقش اساسی رو الان دیگه کارگرا ندارن، دانشجوها دارن. یعنی آنچه را که پیشتاز قبلا فکر میکردیم که کارگرا هستن، خب اگر الان بتونیم جمع کنیم خیلی هم خوبه، ولی معلوم نیست که اونا بتونن پیشتاز بشن. لازمه فکر کنیم به اینکه دانشجوها پیشتازن. حالا چرا دانشجوها پیشتازن؟ برای اینکه هم از نظر فکری رشد کردن و هم که هنوز درآمد اقتصادی برای خودشون ایجاد نکردن تا محافظه کار بشن. یک قشری هستن که هم میفهمه و هم که وابستگی اقتصادیش خیلی کمه و بنابراین جرأتش هم زیاد، جوون هم هست در ذهن. بنابراین لازمه که موقعی که داریم این برنامه‌ریزی رو روش فکر میکنیم کارگرها رو در نظر داشته باشیم، مسلمه. ولی اون چیزی که نوک پیکان هست به نظر من دانشجو هستن. نکته دیگه که لازمه بهش توجه بکنیم این هستش که اونایی که میاد نکاتی رو که گفتم، بله همه رو بهتون گفتم، بله نکته آخر این هستش که در یک جنبشی توجه داشته باشیم که زمان، صبر کردن مهمه. یه دی جلو میفتن، استمرار که داشته باشن به تدریج دیگرا بهشون میپیوندن. آن چیزی که امید ایجاد میکنه پیوستگی جنبشه، چون پیوسته باقی بمانه دیگرا میدونن که بالاخره هست. حالا متاسفانه یه دی دقیقه 90 دیان آخرین دقیقه میان تو کار. موقعی که مطمئن بشن تازه میام تو کار. مثلا فکر کنید ماه آخرش یا دو ماه آخر که میبینه هی داره گسترش پیدا میکنه. این یکی از ضعف‌های فرهنگ ما هم هست که دقیقی نودی هستیم. ضعف دیگه ما هم این هستش که باید خیلی مواظب بود اینی که نصف کاره ول نکنیم. برای اینکه ول بکنیم سرکوب شدید خواهیم شد. مرسی، خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما جناب رایی عزیز. جناب آقای گلستانجوی گرامی، مایک با شماست، بفرمایید. درود مجدد. خب از همینطور که جناب رایی فرمایش کردن، برای هر انقلابی، حالا هر نوع انقلابی، خب افراد روشنفکر قطعا صفحه اول رو میگیره. ولی فکر میکنم برای هر تغییری اول آدم باید حالا همه افراد، هم از قش جوان یا سندار، بر حسب تشکلایی که اصناف میتونن بر همدیگه داشته باشن، اول افراد باور بکنن که خب میتونن اعتراض کنن. چون اولا من تا اونجا که یادمه، حالا بر حسب سنی که دارم توی کشور خودمون ایران، اصلا اکثریت با اعتراض بیگانن. همه فکرشون اینه که اگر اعتراض کنن اون چیزی هم که دارن از دست میدن. محیط های هر نوع محیط کاری که شما فکر کنین، من اینو شاهدش بودم. تا میگیم مثلا خب حالا بحث اعتراض برای هر چیز جزئی حتی باشه، بین خودشون ممکنه مثلا اعتراض مثلا برای هم دیگه درد دل کنن، اعتراض نه درد دل کنن، ولی وقتی قراره به اصل، به ریشه مطلب بپردازن و اعتراضشون رو به اون کسی که باید بکنن جا میزن. حالا برای اینکه بتونیم یه تغییر رو در واقع انجام بدیم، قطعا باید این حد اعتراض رو باور داشته باشیم. و در رابطه با اتحاد کارگران در این حالا براندازی یا حالا هر انقلاب یا هر چیز دیگه ما اسمش رو بذاریم، خب به قولی جناب رایی، خیلی از کارگرها یکی بر حسب ترس از دست دادن موقعیتشون، خب اولا هر کارگری حداقل یه خانواده دو نفره رو ممکنه داشته باشه،
حالا اگه بیشتر نباشه. خب به طب خیلی سخته براش تصمیم گیری که آقا مثلا من الان اعتصاب بکنم یا بخوام اعتراض بکنم که خب الان ما جواب زن بچه همون چی بدم با این وضع، با این وضع نابسامانی که طی این 40 سال حالا بر حسب سنش و بر حسب موقعیت کاریش تجربه کرده باشه جرأت اینو بکنه که آقا مثلا من یا اعتراض کنم یا اعتراض کنم، پس میشه جز به همون دقیقه 90 ها. خیلی هاشون اینطوری میشه. خب فکر کنم یک ماه گذشته بود از این اعتراضاتی که هموطنامون انجام میدن تا تازه پتروشیمی کارگراش گفتن ما هم اعتراض میکنیم، یک ماه شاید بیشتر گذشته. دو تا موضوع رو من فکر کنم حداقل حالا همه اقشار چه برسه مثلا کارگران، دو تا موضوع رو باید باور داشته باشن. یکی این که حق اعتراض رو دارن و دومی که باید با هم متحد باشن. عملا اگر من توی هر بخشی مورد اشاف واقع میشم قطعا فردا نوبت شما میشه. خودتو نذار کنار با امیدی که حالا که من چیزی نگفتن یا حالا که با مثلا با صنف من کسی باش کار نداره. نه، امروز با صنف ماست، فردا نوبت شما. وقتی که این اتحاد فراگیر بشه هر گونه اصلاح امکان پذیر ولو انقلاب. ممنونم از اینکه ما شما دیدید. خیلی ممنون جانم گلستان جوی عزیز. بله تو همین فکر کنم بعد از اعتراضات و اعتصابات بود که کامیوندارها هم به این صفوف پیوستن و طبق خبرگزاری‌های داخل اصلا میگم 2 سالی هستش که ما هر روز دوستان خبر میفرستن و تو بخش خبرگزاری دارن کار میکنن، روزی نبوده که ما شاهد اعتراضات و اعتصابات نباشیم توی ایران. حتی یه بخشی هم بخشی از اخبارم جالب بود که کارکنان سازمان زندان ها هم اعتراض کرده بودن، اونم خیلی جالب بود در نوع خودش که حقوق ترضی شده خودشون رو طلب داشتن و اعتراض کرده بودن. جناب آقای گلزار عزیز مایک با شماست، بفرمایید. بله خدمتتون عرض کنم که خب موضوع مهمی رو موضوع بحث کردید شما. اول اینکه چون همیشه الان مدت هاست این موضوع هست که حق اعتراض رو هر کسی داره، ولی اعتراض به چی میکنه؟ اعتراض آدم میکنه به یه حق کشی. حالا اگه که داره یه کار حقی انجام میده بهش اعتراض کنی بقیه تعجب میکنن، میگن ای بابا یه کار بدی نمیکرد که، این کار رو داشت کار خوبی میکرد، چرا اعتراض میکنه؟ آدم ها اعتراض میکنن وقتی که حقشون ضایع میشه. حالا تو تربیت فرزند باشه، تو روابط زناشویی باشه، تو محیط کار باشه، حالا که ما با یه استبدادی سر کار داریم که باید اون رو در حقیقت با یه دموکراسی تغییر ساختارش بدیم. پس بنابراین همه اقشار جامعه حق دارن که اعتراض بکنن به وضعیتی که در حال حاضر داره. رئیس سندیکای کارگری، یعنی یکی از مسئولین سندیکای کارگری ایران گفت که با وضعیت معیشت خانوارها خیلی بد شده و حقوقی خانوار 4 نفره در شهرهای مثل تهران و شهرهای بزرگ که ما 5 تا 6 شهر بزرگ داریم 18 میلیون خرجش. البته عنوان نکرد تو شهرهای کوچک چقدرش. بعد اومدن تو مجلس یه محاسبه کردن که نه باید حقوق کارگرها رو برد بالا، حقوق هست 12,350,000 تومان برای شهرهای بزرگ برای یه خانوار 4 نفره زیر اون میشه خط فقر یا خط فقر مطلق، و برای شهرهای کوچیکی رو مثلا در مناطق زاهدان و کرمان و شماره کردن اینها رو بین 4.5 تا 6 میلیون هم اونجا رفتن محاسبه کردن. چون که یه قراری هست که دولت گذاشته چند ساعت دوره روحانی که نمیشه این شکلی ما یکسان حقوقا رو بریم بالا، مناطق مختلف تفاوت مخارج دارن. حالا از اون که بگذریم ببینید این کارگر الانه در سرحد زندگیش اینه که رو خط فقر یا فقط خط فقر مطلق داره زندگی میکنه. حالا باید اعتراض بکنه یا نکن؟ حقشه که اعتراض کنه آقا من چه زندگیه، نه اینکه حقوقمو ببر بالا. آقا این چه وضعیتی تو درست کرده که مرتب ما تورم 50-60% داریم؟ به گفته مسئولین دولتی 48% به اصطلاح تورم عادی داریم الان، عنوان میکنن ماه به ماه که مقایسه میکنن، ولی
اگر که شما در کل صد کالای اساسی که خانوارها احتیاج دارن، حرف از بالای 60% هست که تورم وجود داره. پس این کارگر حق اعتراض دارد به مدیریت اقتصادی، به مدیریت سیاسی، به روابط سیاسی خارجی که منجر شده به این فقر، به وضعیتی که در چارچوب این نظام این همه دزدی و فساد و عدم شفافیت هست. همه اینا باعث بوده همش اعتراض کنه دیگه. یکی مسئله فرهنگی که یه عده‌ای در یه لباسی میگوین لباس روحانیت، که روحانیت لباس احتیاج نداره در حقیقت، لباس مخصوص، ولی خب چون میخوان به روحانیت یک قداستی بدهن که تحت اون قداست بتونن بر مردم سلطه پیدا کنن، اومدن اینو درست کردن. نه فقط توی فقه ما، در بقیه ادیان هم هست دیگه، همشون دارن. تو هر فقه شما نگاه بکنی از 5 دین رسمی دنیا همشون لباس مخصوص برای خودشون درست میکنن. حالا این مسئله اساسی اینه که با این کارگر اگر بخواد بیاد اعتراض بکنه چه خواهد شد. زمان انقلاب اونطور که آقای رایی هم گفتن بودند بازاریانی که مستقیما کمک میکردن، نه به همه ولی خب به یه عده. در زمان شاه 470 تا انجمن خیریه در سرتاسر کشور ثبت شده بود و اینها کمک رسانی میکردن به آدمایی که فقیرن، یه پولایی میگرفتن از بازار و اینا، صندوق درست کرده بودن. بعد از انقلاب اینا خیلی خوب ارگانیزه شدن، الان 12,000 تا به یک عبارت، به یه عبارتی 14,000 تا دونه انجمن خیریه در زمینه‌های شغل پیدا کردن، اعتیاد از بین بردن، خانواده طلاق، زنان بی سرپرست، کودکان بی سرپرست، کودکان خیابان و همه مسئله فقره، یه بخش عمدهش فقر مادیه، بقیش هم فقر فرهنگی. اینها کمک میکنن. کیا کمکشون میکنن؟ دو مرتبه همون بازاریان به شکلهای مختلف یه پولی رو میرزن تو این صندوق و کسانی که اعتقاد دارن به صدقه و خیریه و اینا میرزن تو این صندوق ها که این صندوق ها کمک میکنن. مثلا من خودم با یک دونه انجمنی در ارتباط هستم که اینها تا 20,000 دفترچه دارن، خب؟ که این مردم کمک میکنن و اینها ماهانه مثلا یه مقدار مواد غذایی میدن، شب عید کفش میدن و یه تیکه لباس میدن، از این حرفا بستگی داره مردم چقدر کمکشون کنن. پس اینها میتوانند اگر یک تحولی شد مردم به اینها کمک کنن و این شبکه بزرگ بتونه کمک کنه. آیا به همه میتونه کمک کنه؟ حتما نمیتونه کمک کنه، اما حق اعتراض خروج از این بنبست نظام حق مردمه، به حق طبقه کارگر هم هست، همونطور که حق بقیه هست. اما یه قاعده عمومیه در سطح جهان، هر وقت یه جنبشی یه حرکتی راه میفته یه تعداد بسیار کمی اول شرکت میکنن، بعد روحیه و امید میدن به بقیه. آرام آرام که پیش میره، شما الان جنبش در عرض 2 ماه گذشتم این همین شده، از یه دانشگاه 2 دانشگاه، الان بیش از 60 دانشگاه، از 3 تا 4 تا شهر، الان شده بیش از 100 خورده شهر در این جنبش هر روز فعالن. اصلا من جدیدن اسم چند تا شهر رو شنیدم که اصلا تا حالا به گوشم نخورده بود که این شهرها مال کجان. میگه استان هرمزگان، در منطقه هرمزگان یک شهرهای بسیار کوچیکی که اینها شبا میان بیرون و همه فعالن، اما نوع فعالیتشون فرق نمیکنه، تو اصفهان باشه، شیراز باشه، مشهد باشه، تهران باشه، عین همون هم اونا دارن انجام میدن، حتی نوع شعارها. پس اعتراض حق عمومی است، ولی اعتراض به چی؟ به استبداد. برای چی؟ اون برایش هنوز جامعه ایران خیلی کم راجع بهش حرف میزنه، تو دلش داره که من اگه اینا نمیخوام چی میخوام، چه نوع جمهوری میخوام، با چه شرایطی میخوام. رابطه دین و دولت خب خیلی خوبه، حالا مثلا میان میرن میگن میزنن زیر عمامه آخونده، یا میگن که مثلا چه میدونم آخون باید گم بشه. خب اوکی، گم بشه از کجا؟ از قدرت گم بشه؟ از جامعه گم بشه؟ بعد یه جایش براش مشخص، هنوز نامشخص نشده. اگر اینها مشخص بشه بعد شکل پیدا میکنه اون قانون اساسی که در آینده میخواهد به مشکلات پاسخگو باشه، تا این جامعه در عدم تنش، در برخوردار شدن همه اقشار از حقوق بتونه یک مدیریت جدیدی رو ممکن کنه. البته از لحاظ تز وجود داره، ولی جامعه میخواد. مثل چی میمونه؟ مثل این فکر کنید که یک پزشک بسیار حاذقی تو مطبش نشسته، همه امکانات پزشکی هم داره،
اما تا مادامی که مریض نره پیش پزشک بگه من چه بکنم، اون پزشک هیچ کار نمیتونه انجام بده. و وضعیت وطن ما الان یک اعتراض عمومی است به این بیماری بزرگ استبداد، ولی ما داریم تحول میکنیم. شعارها هر روز که میگذره خودش روشن میکنه که اینکه این تحول رو بشه ممکن کرد. اما نقش کارگران بسیار اساسی است، نه فقط کارگر، چون کارگر در یه مجموعه کار میکنه که تولیدی است، که اون تولید حالا میتونه آب باشه، میتونه نفت باشه، میتونه مواد غذایی دیگه. مثلا در انقلاب 57 نانوایی ها نبستن، نیازهای اولیه هیچ کشون بسته نشد، از پشت مغازهاشون کار میکردن که مردم زندگیشون رو بتونن انجام بدن. ولی مثلا شرکت سیمان بست، برفرض حمل و نقل یه بخشش کار میکرد که خیلی هم سخت بود، چون همه جا حکومت نظامی بود، ماها همه جا رو بسته بودن، ولی کار میکردن مردم که بتونه زندگی ادامه پیدا کنه، تا اینکه بتونیم به اصطلاح اون نقشی که پیدا میکنن نقش فعال. نتیجهش چیه؟ بذارید خدمتتون با چند تا جمله تموم کنم. ببینید اولین دوره‌ای که درست شده، آقای بازرگان دوره موقت داشته، آقای فروهر که وزیر کار میاد، تمام قوانین پیشرفته که در حال حاضر ما داریم که خیلی سوسیال هست و کمک میکنه به کارگران رو، همه رو اون دوره گذاشته. یعنی نقشی که کارگران پیدا کردن در تحول، نتیجهش رو در دوره فروهر که وزیر کار بود نشون داد. اما خب شما وقتی که نیاد در صحنه هر قشری فعال عمل نکنه، بعدش هم نمیتونه که میتونه توقع داشته باشه، ولی نمیتونه ابتکار رو به دست بگیره برای تغییرات اساسی که مردم بتونن از حقوق خودشون برخوردار بشن. من سمت و سوی جنبش رو خیلی مثبت میبینم، و اون نقاطی که حالا دوستانم عنوان کردن، مثلا یه صحنه های خیلی خشن پیش میاد، شما در کلیتش نگاه کنید چقدر اینها کمه. به کل مجموعه باید نگاه کنید. مثلا بگم فلان نونوایی داره نون درست میکنه، آقا من دو دفعه نون سوخته خوردم، دوتا چقدر خوب؟ نه، همیشه نون خوب درست میکنه، دوتاش سوخته. در ایران یه اتفاقات میفته، یه آدم های هم هستن که خشونت ورزن، کلامی علامت هایی نشون میدن، یا چه میدونم فحش میدن. از اون طرف هم هستن که شاید سنگ میزنه در دفاع خودش، یکی هم سنگ میزنه برای اینکه واقعا که بزنه ناکار کنه. دو تا دونه با هم فرق میکنه، اما مجموعه شعارها که نگاه میکنه، عمل جمعی مردم در دفاع از خود و خواهان تغییراتی هستن که از این خشونت بیش از حد، این استبداد واقعا خسته شدن و حق دارن که خسته شدن. به نظر من باید سالهای قبل این کارو میکردن. اما یه مقایسه هم باید بکنیم. اروپا برای آزاد شدن از استبداد دینی حداقل 8 قرن تحمل کرده. هنوز هم در بسیاری از کشورها کلیساها قدرت‌های بسیار بالایی دارن، از جمله در آلمان که مستقیما مالیات میگیره از حقوق هر کسی. و ما در ایران در عرض 40 سال بعد از یک انقلاب، یه عده اومدن با خشونت تمام خودشون رو صاحب اون انقلاب کردن، کشتار کردن، جنایت کردن، انقلاب مردم رو دزدیدن. حالا 40 سال بعد نسل جوان میگه تو بی خود دزدیدی، اومده سفت و سخت در مقابلش ایستاده. این بسیار ارزنده است و در سطح جهان میبینیم که جامعه جهانی هم پشتیبان ماست. انشالله میریم تا موفقیت برسیم. ممنون از شما جناب گلزار عزیز. آقای احمدی خواه و آقای شایگان عزیز، من میگم متاسفانه نوبت ها رو ندیدم، اما خب مایکرو در اول در اختیار آقای احمدی خواه قرار میدم و بعد آقای شایگان عزیز. آقای احمدی خواه بفرمید. وقت همگی دوباره بخیر. ببینید بعد به نظر به سطح آگاهی به جایی برسی که کارگر رو بفهمن. حکومت نه برای کارگر، برای همه یک چیزی مثل تردمیل درست کرده که ما برای رسیدن به آزادی هم باید رسیدن به خواسته هم مجبوریم روم بدویم. یعنی هر وقت که میخوام با یه تردمیلی که اینا دارن، حالا روش تورمه، فقره، یه سرعت چیزی زیاد میکنم که ما ذهن منحرف شده، نتونیم به خواسته هم برسیم، یه مجبوریم بدویم که از صحنه روزگار هست نشیم. یه سرعتش رو زیاد کنم، 50-60-70% 70% تورم مطمئنا ماحصل تحریم و مشکلات اقتصادی نیست، که اینا اگه روزی باشین سایس تورم کم بکنن تو قدرت میمونن، مطمئن باش فردا همه چی ارزون میشه تو ایران. وگرنه چه دلیل داره که هی پراید گرون شه، آهن گرون شده، دلار گرون شده،
تکنولوژیش تغییر کرده، هیچ چیزی که رو تغییر نکرده. چون آگاهانه دارن هزینه قیمتا رو میبرن بالا که مردم درگیر روزمرگیشن. آیا متریالی گرون شده؟ چی گرون شده که خونه مثلا 10 برابر شده تو 5 سال؟ آقا یه مقدار منطقی ببین، آخه چه دلیل داره که خونه تو تهران از تو پاریس گرونتر باشه؟ هیچ دلیلی نداره. چیش میتونه بالاتر باشه؟ کیفیتش، منطقه‌ای که هست، کم بوده زمین، یعنی تو تهران اینقدر زمین کمه که مثلا از نیویورک داره گرونتر میشه. این همش آگاهانه است. این که ما باید یک بار این هزینه رو بدیم، اگه میخوایم تا مادامان عمر نسندن از رو اینترنت میده ندوییم، یه جا باید از خود بزرگی نشون بدم مردم. البته چون که خب من بیرونم نمیتونم این حرف بزنم، منطقی نیست، ولی دارم ایده رو میگم. همون جوری که خب مردم اومدن برای حجاب، خب تقریبا حجاب تو ایران به این رفت، خب هر کی میخواد فعلا که نمیتونن جرئت کنن به گیر بدن، خیلی تغییرات شده از نظر پوشش. حالا همینم بعد کارگرا سل تا چقدر اعتصاب، چقدر حقشون رو کنن، چقدر بزننشون، چقدر ببرنشون زندانی کنن، یارو حقوقش بعد یک سال نهیدن باز بهش تهمت میزنن. آقا یارو کار کرده یک سال حقوق نگرفته، تازه کتکم میخوره، تهمت هم بهش میزنن. تو معاندی، تو با سرویس های خارجی در ارتباطی، تو فلان و فلان و فلان. در نتیجه بعد یه بار بیان یه اعتصاب درست بکنم، منطقی بکنم، بخش حمل و نقل نفت، حالا جایی که بذار آخوندا مهمه، اونجا رو دست بزنن روش و پافشاری کنن. و اینا این چیزه ترید میل اپ میره. اینا ما مادامونی که بخواهیم با اینا کج جان مریض بشیم هیچ فایده. متشکرم. ممنون جناب احمد میخوای عزیز بابت نقطه نظرات و مشارکت شما عزیز. جناب آقای شایگان عزیز، مایک با شماست، بفرمایید. درود و عرض ادب مجدد خدمت همه عزیزان. ممنون که دوباره وقت رو در اختیار من گذاشتیم. من در مورد موضوع بحث آزاد میخواستم صحبت کنم و اینکه نقش اتحاد کارگران در براندازی. البته یک سوال میخواستم مطرح کنم. اولا که این اتحاد چجوری باید به وجود بیاد، یک، و اینکه چرا اصلا به وجود نمیاد، یعنی کارگران چرا با وجود این همه مشقت و این همه سختی که تو زندگیشون دارن، خیلی هاشون معوقات موزی دارن، خیلی هاشون نمیدونم قرارداد ندارن، خیلی هاشون وقت کار میکنن بیمه و خیلی مسائل دیگه، اینا چرا نمیان تو این مبحث اعتصاب که خیلی مبحث مهمی هم هست برای سرنگونی رژیم، همونطور که تو سال قبل از سال 57 خب این اعتصابات بود که خیلی تأثیر داشت، چرا نمیاد شرکت کنه؟ این سوال منه. ممنونم. ممنون جناب احمدی خواهی، ببخشید جناب شایگان عزیز. جناب آقای رایی عزیز، جهت پاسخ آقای شایگان علت این امر رو میفرمایند. لطف دارین. خیلی ممنون آقای شایگان. همطوری که توضیح دادم، دلیل احتیاج شدید و این که همیشه کارپذیر بیشتر از سلطه‌گر احتیاج به سلطه‌گر داره تا سلطه‌گر به کارپذیر، یعنی در وضعیتش زیر زیست زندگی که وجود هستن کارگرها، براشون رقیب هم درست کردن، یعنی کارگرهای پیمانی، کارگر استخدامی موقعی که یه مقدار ناز بکنه فورا برش میدارن، یه دونه کارگر پیمانی رو جاش میذارن، کارگر پیمانی هم ناز بکنه میندازنش بیرون، اینقدر بیکار وجود داره، یه لشکر بیکارا اونم میذارن جاش. بنابراین رژیم آگاهانه عمل میکنه و میدانه چه کار داره میکنه، همون سرکوب خودش رو قشنگ روش، علم سرکوبش خودش رو گسترش داره میده. این طرفه که لازمه توجه بکنه که خب این کمیته امداد رو باز کنه، صندوق‌های قرض رو باز کنه. چرا در این وضعیت که ایران زندگی کردن پس انداز کسی نداره به اندازه کافی، خیلی پس انداز ندارن تا بتونن یه ماه، دو ماه، سه ماه، چند ماه بکشن. کارهای حالا یه قسمتی هم که پنهانه اینه که خیلی از این کارگرها به کار پنهان همسرای خودشون وابسته هستن، خانماشون خیاطی میکنن، آشپزی میکنن، نمیدونم میرن کارهای دیگر رو توی خونه ها انجام میدن، یه شبکه در واقع کار سیاه هم انجام شده و لازم این کار شبکه کار سیاه رو توجه کردش در این زمینه و مردم خودشون رو گسترشش بدن.
کارگر که کار نمیکنه، نه خودش کار میکنه نه خانومش، خب این نمیتونه وارد جنبش بشه. پس هم توجه لازم باید بکنیم به کمیته امداد و هم صندوقهایی که حالا که ذخیره نکردیم از گذشته قرض کنیم که در آینده این کارو بکنیم. این یک نکته. نکته دیگه ای رو که آقای احمدی زاده آخرین مطلب گفتن مهمه، همینطوری این اعتصاب بکنه اون اعتصاب بکنه، نه، اتحاد کارگرای بخش‌های مختلف با هم اون کوتاه مدت اثر خواهد گذاشت. ولی اگه قرار باشه یه بار این بکنه یه بار اون بکنه فایده نداره، همه با هم لازمه، یعنی سندیکاها یا اون شبکه‌های زیرزمینی کارگرا لازمه با هم تماس بگیرن و قرار بذارن که و تخمین بتونن بزنن که چقدر شرکت میکنن در این تظاهرات. قرار باشه مثلا 20%، 30%، 40%، 50% شرکت کنن، اون چه کار میکنه؟ من زمانش رو یادمه ارتشی ها رو جایگزین بعد جا میخواست بکنه، نتونست چون میزان اعتصابا گسترده بود. نمیشه شما بیارید لشکر ارتش رو همه جا بذارین که، ولی یه جایی که تظاهرات اعتصاب بکنه میتونید ببرید اونجا بذارید. به علاوه این که موقعی که میخواد در واقع جایگزین بکنید باید بدونید اون بخش خودش هم تو اعتصاب هست یا نیست. الان با صحبتی که یکی از سردارهای قدیمی سپاه کرده که ما حاضر نیستیم از حیثیت خودمون برای شما بگذاریم، این امکانش هست، داره گسترش پیدا میکنه تو سپاه. حالا بر اساس خبری توی سپاه اکثرا طرفدارای آقای منتظری هستن. اگه این باشه خوبه، این البته یعنی بدنه آمادگی جدا شدن رو داره، این سران سپاه هستن که نیستن. پس این تخمین زدنه ها و این هماهنگی های اعتصابات مهمه. کارگران و موقعی که میگیم نه کارگرانی بخش بلکه تمام کارگران. مرسی، خیلی ممنون. ممنون جناب رای بابت مشارکت شما و بقیه عزیزان و شرکت کننده های عزیز. اگر در این زمینه صحبتی دارن، مشارکتی دارن، نقطه نظری دارن، با کمال میل شنوا هستیم. من یک چند دقیقه، یک دقیقه فرصت میدم اگه کسی صحبتی داره در این زمینه. خب در اگر دوستان صحبتی ندارن من ختم جلسه رو در ساعت 19:46 دقیقه به وقت اروپای مرکزی اعلام میکنم به تاریخ 5 نوامبر 2022 مصادف با 14 آبان ماه. و بار دیگه تشکر میکنم از همه شما عزیزان و شرکت کننده ها و دوستانی که ما رو به صورت مجازی دنبال میکردن، دوستانی که مشارکت داشتن، دوستانی که به ما پیوستن و در حال حاضر خارج شدن. بار دیگه من اسامی شما عزیزان رو میخونم. سخنران عزیز آقای محمد گلستانجو، جناب آقای رضا حاتمی، جناب آقای سیاوش نوروزی، جناب آقای احسان احمدی خواه، جناب آقای افشارزاده و مسئول جلسه بهنام شیر محمدی، منشی جلسه جناب آقای عبدالمجید بازداران، ضبط صدا و ادمین ها جناب آقای احسان احمدی خواه و جناب آقای گلستانجوی عزیز. ممنون که با ما همراه بودین و ما رو همراهی کردین. هر جای دنیا که هستین براتون آرزوی موفقیت دارم. شب و روزگارتون خوش. وقتتون بخیر.